شعر زیبا شاعر هست، همونطوری که پشت یک نقاشی زیبا رسام هست. وقتی ما قیاس ما الفارق خلق شده باشه پس باید خالق وجود داشته باشه، درست؟ من مغلطه است این حرفت و قیاس ما الفارق رسامی را با جهان مقایسه نکو، پدیده میخانیکی است و پدیده طبیعی اجازه نده. بحث منطق است دوست عزیز من، بحث منطق، در منطق شناخت مغالطات هم وجود داره. ببینین وقتی ما آمدیم اینجا دوست ما گفت که جهان آمده شد، درست از جهان ما مایک باز نکردم دیگه، تولره بگذارین صحبت کنه که بدونه ما تولره مایک باز نکرده بودم، ما تولره مایک باز نکرده بودم. به اجازه همه دوستا درود و عرض ادب به همه عزیزا. کفر کوش عزیز، یک مدت یک چیز رو یاد بگیریم بون که مرد صحبت بکنه. چی میکنی نقطه بین؟ نه تو نما بگذارم مرد صحبت بکنه که یاد بگیریم. کتابچه و قلم درس ما درس بگی، کتابچه و قلم یاد بگیریم عزیز ما که خود رو بسته میکنیم. من تو هم دیگرام دارم بفرمایید عتم جان شما. خب اگر شما به جناب بسیتینکر عزیز شما عزیز اصفایی میکنم، من خودم کاملا مایک رو بستم، تقریبا یک ساعتی میشه هیچ حرفی نزدم به احترام دوستانم که چیزی یاد بگیرن. اما خواهش میکنم اینو بیاد داشته باشین که در مورد منطق و فلسفه اصلا نمیشه با مسلمانان عزیز حرف زد. چرا؟ چون اسلام اینها را رد کرده و اصلا ابن تیمیه میگه من تفلسفه فقط منطق و من تمنطق فقط تزند را فلسفی فکر بکنه. اجازه بده خواهد من که بسید در شما کنیم هیچ حال مده نمیشناسیم. فعلا بس بحثی از روی اثبات وجود خدا یا ردش بفرمایید. بله شما نباید در این باره، ما میخواییم، من کماکان منتظر هستم که دوستان آقای کاوش عزیز بره رو مبحث قرآنی. آقای حوام یک چیز بگویم، آقای کفرکش خودشان گفتن که چندین دقیقه شد که صحبت نکردن، وقتی صحبت میکنن اجازه بدین حرفشون با پایان برسه. بفرمایید آقا. من عرض کردم در تمام کتابای این آمده است که میگه، حتی ابن تیمیه شیخ الاسلام میگه کسانی که فلسفی بشن منطقی میشن، ابن تیمیه بشن کافر میشن. خدای اجازه بده ایشون دیگه چی مشکل است عزیز من؟ ابن تیمیه، اینو من برایتون میگم، هرانی قول اسلام احمد ابن تیمیه. شما کتاب امور باز کنم که جناب فکر برسن آتش بزنید. آقا بحث منطقی نیست، مشکل نیست، خیر راحت باشین جناب حیوان. دوستان خوب میشناسیم، در ساعت خود صحبت کنید. تکلیف کردید لطفا اجازه دیگه کمی باید ما داشته باشیم بعضی چیزا لطفا. خوش مبارکت باشه، فردا باز گپ میزنید دیگه بده. حالا باز یک محکمه کنی یه آدم را که کمی حرفای خوب بزنه. حالا من یک حرف دارم دیوا جان، معذرت مرا بپذیر. دوستان عزیز، در امین مبحث ببینین، دین اینها فلسفه را تکفیر میکنن. کتاب تحافت الفلاسفه، باز کنین کتاب تحافت الفلاسفه غزالی را، چی گفته؟ تمام فلاسفه را تکفیر کرده، ابن سینا را تکفیر کرده عزیزم. ابن سینا را باز میکنم، باز فریدینکر عزیز بازش میکنم. عزیز من بازش میکنین، کاش شما قرآن را به این شکل باز کنین. التحافت و فلسفه کس اون امور من میادم براتون که ابن سینا تکفیر شده در اون کتاب، در او 20 بار راهین به خاطر اثبات وجود آمده. و اگر در اون کتاب ابن سینا تکفیر نشده بود، خب عزیز من یک لحظه حالا اجازه میدین که این بحث را جمعش کنیم. ابن سینا کافر بود، مشکل نیست، ابن سینا بدون شک بود. شما و در پولوی از 40 دلیل هم برازی آورده که کسی که فلسفه میخونه و فیلسوف هست کافر است. 40 دلیل هم خاطر از او بوده. بله نه خب خیر، حالا دوست ما افتاد جان آمده که با ما فلسفه خدای خود را ثابت کنه. او چگونه فلسفه ها را گفته؟ مشکل نیست، ببین خب بسلام اندیش عزیز، بریم بالای قرآن. دوست رازی بیشتر منتظر نمونین، یک ملت بدون از این کلمه درست داشته باشین، یک ادعا میکنین ما میخوایم اونم اداره حداقل اجازه بدین کنیم روزم صحبت شه. کتاب را که شما از نام گرفتین، دو 20 براهین به خاطر اثبات وجود خالق آمده. اونا نظریات ارسطو، افلاطون و به شمول ابن سینا بالخیره رد کردن، اما کسر تفکر تکفیر نکردن. مشکل نیست. خب فریدینکر عزیز، شما گفتین شما به خود یعنی ادعایی که یعنی ببخشین با پوزش ادعا نه، یعنی می تیوری که بیگ بنگ هست شما ایره می پذیرین، یعنی شما می دونین که عالم هستی حادث هست. ولی عزیز من، چرا بحث از علم وارد جاهای دیگر می کنین؟ حادث هست، حادث نیست، یعنی چی؟ یعنی شما علل معلول را می پذیرین یا نه؟ خب در این برهان علیت امرایتون ما می تونم گفتگو کنم، بفهمید؟
شما من را پذیرفتی پاسینگ من بگیرم پذیرفتی و همچنان شما چی کردن خود اینمی تیپلان که میتونی پاسینگ دکستر عزیز یک نصیحتت کرد همون نصیحتش را گوش کن بگذار کمین سلامندیش صحبت کنه لطفا بفرمه برادر حتی شما صحبت بکنین بله بحث ما شما سر جاش باشه اما اسلام‌اندیش در برهان الهیات امرایت پیش میرم یک وعده را به دوستان بده که بعد از برهان الهیات قرآن را باز میکنی نه بحث الهیات را من نه دیگه بابایی هم من برات امرایت بیکتان باز کنین بعد از برهان الهیات دیگه شما چرا اینقدر ببینید شرط تا شرطتان را قبول میکنم به شرط قرآن را باز کنین خب شما را ببینید اینجا بحث چی بحث شما میخواین بکنین من خب امرایتان از اول گفتم که من قرآنی بحث نمیکنم شما پس دیگه لطفا اجازه بدین که قرآنی بحث میکنه بحث دارین شما روشنگری خود را میکنین ادامه بدین به اون موضوعات انمی جما علاقمند نیستم سر از اون موضوعات بحث بکنم باشه پس دیگه من حرفی ندارم با شما اسلام‌اندیش عزیز من یک چیز بگویم دوستان عزیز من یک چیز بگویم فقط قرآن آقای عطلی ارجمند درست است شما روی برهان الهیات است یا چی بحثتون پیش ببرین اما این نکته را هم در نظر داشته باشین که خدایی که شاید بیشتر از 99% اجتماع ما میشناسند مردم ما در افغانستان میشناسند به نام الله متعال است و الله متعال خود کلام خود فرستاده و کلامش نزد ماست اگر شما یا شما دوستان عزیز کلام الله متعال اصلا در یک بحث اثبات خود امو وجود نادیده میگیرین من نمیدانم که یعنی چی نبی جان عزیز نبی جان عزیز شاید فریتنکر عزیز و دوستایشان که هستن اونا متوجه میشن ببین خب من کوشش میکنم از چی جلوگیری بکنم جلوگیری چی میخوایم از چی بکنم من شما رو میشنویم بس روی اثبات وجود خدای امو الله متعال است خودی الله متعال کلام خود برای ما فرستاده پروسه و روند فرستادنش هم میبینین پیامبر گرامی اسلام چقدر درد و رنج و مشقت سپری کرد تا بالاخره کلامش امروز به دست ما رسیده اما شما دوستان عزیز امروز در اثبات امو الله متعال کلامش نادیده میگیرین یعنی چی؟ نبی جان عزیز حرفایت خیلی هم یعنی یک انگیزه را ایجاد میکنه مشکل نیست خب من بازم میخوام صحبتای خود بکنم ببین نبی جان عزیز بحث از این که ما پیشتر گفتم که الله مثال می خود اسم ذات که هست از دو مشتق ساخته درست اله گفتم روی از صحبت میکنیم یعنی الله یا خدا معبود واحد احد یک تا درست روی از صحبت میکنیم مشکل نیست اما درون دینی در متن ما صحبت نمیکنم و بحث نمیکنم چرا به خاطر از این که وجود و حضور وجود و رب و خالق او با براهین میشه روش صحبت بکنیم دلیل و استدلال بکنیم اگر ما بگویم که من مسلمان هستم من خالقم را از این کتاب میپذیرم چگونه ثابت میکنی پس رجوع به کتاب بکنم این مغلطه دور میشه من مطمئن هستم که جناب فریتینکر به این موضوع امرای من موافق و من نمیخوام دچار مغلطه دور شم روی همین الله واژه الله که از زبان عربی اومده با ما گفتگو کوتاه کنیم دیگه قرآن که نمیرین از اینجا حداقل بیان گفتگو کنیم واجب الوجود که تمام قدرت نه بالای واژه معنی لفظی واژه الله خب شما میخواین روی واژه ها و موضوعات بپیچین مثلا از نه واژه هان عزیز من شما تعریف لفظی دارین در فقهتان یعنی چی واژه ها تعریف اصطلاحی دارین در فقهتان ما روی واژه ها نمیخواین بپیچیم جناب عزیز خب روی واژه نمیری روی قرآن نمیری عزیز من خیلی کجا میری با ما دیگه ما امرای شما بحث میکنم مسلمان ها را مسلمان ها را مایوس کردن و برادر خدا بسید امین لا اله الا الله امین لا اله الا الله روی امین یک مقوله با ما صحبت میکنی جان دارم شما بخاله میچ متوجه نمیشین من شکر آزیز من در هیچ جا نمیری با ما تو هر طرف دست درم نگیرم یک ساعت خدمت هم بود بس اولا تلمی تا پاسخ دوستان عزیز کفرکش عزیز یک لحظه راحت امید شاید دوستا بگوین که فرار قرار یعنی چی؟ ما میگم به جناب عزیز میگم که صحبت چی میکنیم روی نمی موضوع آیا خالق وجود و حضور خالق به این عالم هستی نیاز هست یا نه؟ آیا همه چیز هستی از عدم به وجود آمده یا یک هستی مطلق هست؟ این واقعیت احتمالی و ممکنه ما را به وجود آورده؟ اسلام اندیش بریم برهان الهیات شما انتخاب میکنین که من روی کدام موضوع صحبت بکنم خب عزیز من خب برهان الهیات بهترین برهان برای خدای شما چون از اون برهان دیگه حالا میگذره
اگر خب مسلمان ها را مایوس ساخته کتر روی مبحث منطق حاضر استم، برهان علیت واژه قرآن را حاضر استم، در متن عربی قرآنتان را حاضر استم، دیگر کجا کجا بر کدام دهلیز ما باید با شما برم عزیزم؟ نه خیلی عالی است، شما ما یک برهان دیگر بر شما میدیم، شما میشن روز صحبت بکنین. کدام برهان؟ خیلی عالی هست، برهان که واجب الوجود هست و وجود ما ممکن هست. برهان یک هست نکنه از آقای کاوش بیا سر قرآن شریف که مگه ما میفهمیم که چی میگن. بسیار خوب، اجازه بده برهان کاوش عزیز تقریبا میشه گفت بس. درست است که شما دوستا گاهی اوقات مخاطب هم گپ میزنید، اما تقریبا بس میشه گفت که ایتو جمعی واری است. لا بلا دکتر سیبی سادات هم از جمله چی میگن طرف آقای اسلام دوا و آقای کفرکش میتونه لا بلا صحبت های داشته باشه. بفرمایید. خیلی عالی. نفر رفت نفرش نفر نفر صحبت رابش صدری نه 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 ضرور نیست که ده نفر یا زن نفر باشه، چونی واقعا تو به نظر ما بینصافی واره میشه که دوست فکر نکنن که ما 5-6 نفر مسلمان آمدن و همگی کوشش میکنن، یعنی هر منصفانه میشه بنا. با سلام خدمت همه شما دوستا و بزرگواران و درود به همه دوستا درز میکنم. بای کاوش قرار ما بری بود که ما یک مناظره داشته باشیم، پس ما دقیقا قبل ما شما را در لایف با شما آن زمان تیک تاک نیامده بود. دکتر سبی نازنین جانه، اگر کدام بحثی در گذشته داشتین خواهشن او را بمانین بعد آخر برنامه. پیلند وارد می بحث علاقمند استین با آقای اسلام‌اندیش و کفرکش عزیز آقای کاوش یا آقای دکستر دوستا صحبت بکنین بسیار زیبا میشه. خب حالا نوید عزیز دکتر صاحب کاوش ما اینک تا گاز دا میدان اینک شروع کنیم. خب آقای کاوش، من اولا از ایشان یک گلایه دارم، بعد ایشان در لابلای صحبتاشون لطف بفرمایید چرا روی حرف خود نیستن. آتیستا خب برای ما یاد میدن باید روی قول و قرار باشیم، چون واسه ما قبل دقیقا شماره گرفتن ایشان از آقای آریا و قرار بری شد مطرح کنیم و بعد آقای آریا در مسیج به ما گفت درست است و بعدش پیام داد که 3 روز بعد او در سفر است و نمیفهم در جای سفر بودش. بعد 3 روز گفت که شما در لایفش بود. حالا خوب شد اینجا دیدم و اصلا نیاز نبود که با در لایفش برم، چرا که من صحبت ها کافی بود که ما صحبت کنیم برای مناظره. خب خیر به صورت وقت از دایی نکن دکتر بوف از سوال آقای کاوش، شما از ما سوال میپرسین یا من شما سوال بپرسم؟ جانتر شما وارد برنامه فکر میکنم متوجه هم نمیشه. من نه خب چرا که بس هر کار اصلا من جواب دادم، اجازه بدین لطفا من در خدمت هستم. در مورد اون مسئله مناظره، من مناظرهتون را با موری دیدم، کافی بود برای من که من با شما مناظره نکنم. چرا؟ چون برای من دیگه جالب نبود. میگذاریم از این مسئله. باز اگر حرفی داشتین در برنامه خودم بیاین، من براتون جواب‌های معقول‌تر و مکمل‌تر از این جوابی میدم که اینجا دادم، چون نمیخوام مبحث عوض شود. حالا قرار نیست شما از من سوال کنین، من 1 ساعت از در خدمت سوالات دوست مسلمان شما قرار دارم. 1 ساعت مکمل شد. هدف من این است که قرآن را با ما باز کنین. قرآن را باز میکنین با من بزرگوار؟ خب بفرمایید. سوال نه، یک مسئله را با دوستان مشخص کنین. بفرمایید هر مسئله را که دوست دارید مشخص کنین. بفرمایید سوره مائده آیه 33 را باز کنین عزیزم. خب بفرمایید ارادش چیه؟ خب ارادش را پیدا میکنین، من یک بار ترجمه کنین بخونین لطفا. خب شما اعتراض کردین، حالا من بخونم پس من خودم شروع از شبهه مشکلی نداره. خب من میتونم براتون یک نفر شبهه ایجاد میکنه میگه این مسئله هست. من قرآن چه شبهه ایجاد کنم؟ اگه من مثل شما شبهه ایجاد کنم خب ملحد شدم دیگه. این شما باید شبهه خودتان کمی واژه ها را منظم تر میتونیم بگیم نامسلمان، این واژه هایی که دینتون و دیگران برچسب داده نتین. بله من نامسلمان هستم، اکس مسلم هستم، واژه هایی که دینتون میشه شما باید اعتراض که میکنین شما باید لطف کنین. نه بسیار خوب دوستان عزیز، میریم به سوره مائده آیه 33. متن عربی آیت مهم نیست بخوانمش. خب انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يسلم. میگه کسایی که با خدا میجنگن اونا را چی کنین؟ بکشین. جنگ با خدا یعنی چی و چرا باید کسی با خدا میجنگه کشته شود؟ خب ببینین، اولا این مسئله ای است که در سوره مائده 5 الله سبحانه و تعالی در اینجا
الذين به تحقیق اونایی که در مقابل الله سبحانه و تعالی می جنگن و همچنان در زمین فساد میکنن با اونها بی جنگن. یقتلو با فقتلو و اقتلو فرق میکن. شما نمیفهم که یقتلو را با اقتلو گیرید. یقتلو در کجا این آیت آمده؟ یقتلو بعد از فسادن ان یقتلو آمده. یقتلو است عزیز برادر. یقتلو. خب اجازه بدید. یقتلو نیست. یقتلو. اجازه بدید. اقتلو با فقتلو فرق میکنه. حالا شما اینج جنگیدن گفته که الله سبحانه و تعالی میگه زمانی که در دنیا فسادی صورت میگیره و در اونجا در واقع در مقابل دین اعتراض میکنه شما بجنگین. در دایره المعارف آمریکا و غیره عزیز من یقتلو با شدت کشتن معنا. اجازه بدید. اجازه بدید. حالا شما رو برام علی برای شما خب جنگیدن من امید کردی عزیز من بعد دیگه مناظره کنم امروز شما صحبت اعتراض کردین ولی اجازه بدین که بشنوم خب عزیز من وعده را تلف میشم این آیت را یک بار بخونید همونجا همونجا متن نرا میشه اجازه بدین شما همین آیت را یک بار باز بخون لطفا خب اجازه میدین من صحبت کنم یا نه شما آیت را باز بخون لطفا مثل که من خواندم بلبل واری یا فارسی شده بخون یا عربی شده بخون بفرمایید اعتراض کردی بگذار من جواب بدم الله سبحانه و تعالی در این سوره زمانی که در واقع بر مسلم حمله میشه یا در دنیا یا در واقع در روی زمین و یا در موقعی که در اونجا دارالاسلام است فساد میشه میگه بجنگین. خب این جزء آیه های نظامی و تکنیکی قرآن محسوب است. در قرآن بر علاوه از آیه هایی که هدایتی هستند در خصوص نظام اسلامی هم صحبت شده، چرا که اسلام جدا سیاست نیست. در اینجا وقتی که با الله و با رسولش و در روی زمین فساد میشه بجنگن و این جزء آیه های حربی محسوب میشه و در حین دفاع هستن و جنگ بود. آقای حسین در تمام سوال من جواب ندادی عزیز من. جنگ با خدا یعنی چی؟ جنگ با خدا به این معنا که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمد در واقع ظهور کرد اینها آزادی در واقع ادیان دینی نداشتن برای خود نمیتونستن. به طور مثال در کعبه اینها میخواستن اگر در اونجا عبادت کنن این خود مشرکین سر و صداهای زیادی را میکنن که در واقع نازیت شدن و رفتن هجرت کردن و این هجرتشان سبب در واقع گرفتن مال از اینها در مکه شد و اینها رفتن در مدینه. حالا اینا چیکار کنن؟ الله سبحانه و تعالی ایشان گفت همین آیه را که شما میگین عزیز من سوال مرا جواب بدین لطفا. حالا مسئله ای است که در کوی آقای حسیب صدای مرا دارید عزیز من اجازه بدین شما صحبت کنم. سوال مرا متوجه نشدید جان دل من اجازه میدم بتون سوال مرا یک بار بشنوید. خب اجازه شما سکوت کنین. سوال این آیت در مورد کدام فاجعه آمده؟ فاجعه آیت را برای ما بگوین لطفا. شما سکوت کنین. شما سوال کردین. خب سوال مرا شما جواب نمیدین. شما میگین زمانی که مشرکین چی ربط این آیت با مشرکین داره عزیز من؟ شما اجازه میدین من صحبت کنم؟ خب شما حرفتان خوب منبع بیارین این آیت در کجا با مشرکین ربط داره؟ خب ببینین دوست عزیز در واقع این آیه جزء آیه های عربی محسوب جزی آیه های عربی به این معناست که در واقع یک نوع دستور پروردگار برای مسلمین است که در واقع در زمانی که برشان تجاوزی صورت میگیره یا ظلمی صورت میگیره دفاع کنند. ببینین در اصل دفاع اصل آیه که نازل شده در اینجا روایت ما داریم از ابو نصر احمد عبید الله مخلدی که در اونجا روایت میشه روایت حدثنا عبدالرحمن حماد قال قال حدثنا سید ابن ابی عروبه عن قطاطع عن انس عن ريحات من اكل وعريت اتو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا كنا اهل زرع ولم نكن اهل ري فاستخمنوا المدينه فعمروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزرع. در مدینه در واقع از قبیله اهل زرع که همون مردمان یهود محسوب میشوند ان یخرجوا فیها فیشربوا من البانها و ابوالها که در واقع فلما صحوا و کانوا بنحی الحره قتلوا که در ناحیه بجای عزیز من فارسی لطفا فارسی خب در درست است. خب پیشتر خود تو شلا بودی که آیه عربی بخوان علی عزیز من این آیه نیست شما مد می رخوان دیگه در اینجا فرق نمیگن یک نفر عربی رو خوش داره البانه ها و اشتاده رو خوش داری مسئله شاش و شطر رو به فارسی بگوی لطفا اجازه بیته. خب تو خود عربی از عربی بدید می آیه بعد چی نه برای من می عاشق این زبان است من ملت فارسی زبان یعنی قرآن شریف عربیش قبول داری که برحق است یا برحق نیست
آن دلم قرآن را من از جانب انسان قبول دارم. خب از جانب انسان. خب این شما بعد از این مثلا به اشتباه عربی قرآن نمی‌رم. اینی که از شرع انسان از سوره عربی میگی بخوان، این که از خود شرع انسان است اینم میگی. جان دلم تقاضای من تقاضای من عزیز شما این هست. خب همین متنی را که میگین با فارسی بگوین دیگه لطفا. درست است. در مدینه در روایت هم در مسلم آمده در مدینه زمانی که در واقع بر رسول الله صلی الله علیه و جنگ میکردن قبیله یهود ریه و امثالهم به اینجا آیه نازل شد که شما بجنگید و در واقع اونایی که بر شما حمله میکنن و بر شما میجنگن شما در مقابلش آزاد هستین و بجنگید و این جزء آیه های جهادی محسوب میشه و حربی است. حالا اینجا یک سوال مطرح میشه، شما یک روایت، یک نقل قولی، یک مسئله از تاریخ جریان تاریخ را و من نقل کنین که این آیه جزء آیه های غیر عربی محسوب میشه و جزء غیر نظامیات محسوب میشه. یک آیه و یک مسئله دیگر سوال میکنم. در دایره المعارف آمریکا نوشته است که برای تضعیف دشمن از هر کار استفاده کرده میتونه. چرا اسلامی کار کرده نمیتونه که نظام من نماینده تراب نیستم عزیز من. کل دنیا بر این اجماع داره به جز شما. من ندارم نه من عقل ما برای من تصمیم خوب از بعد تفکیک میکنه. خب شما فقط میخواین که تنها حالا ببینید از دیدگاه سایکولوژی یگان عزیز من من با باید فکر حساب میکنه مخالف است با تمام مردم که اونها حالا ببین از قرآن خارج نمیشین بعد جواب بایدن رو براتون میتونم. حالا سوال مرا جواب بده، یک روایت رو بیار که این جزء از غیر عربی محسوب میشوند. بسیار عالی. اون روایتی را که به عربی آوردی چرا به فارسی ترجمه نکردی عزیزم؟ گفتم برید نکردی. اون مسئله شاش و شطر کجا رفت؟ بسی شاش بیشتر نگفتی من البانه ها و فلان و بهمان البانی ها کجا؟ همون آیاتی را که پیشتر خواندی در متن عربی شاش و شطر و شیر و شطر نام نگرفتی؟ هیچ دی ذکر نشده. سوالی که مطرح بسیار عالی. کجا درخت کجا ببین کاوش دی کجا درخت کجا خود عزیز من در روایت گفتی اشربو عزیز من در روایت گفتی اشربو رسوله این هست اشربو جان جلا عزیز من در روایت نه روایت در متن قرآن نه در روایت گفتی اشربو. بله تفسیر ابن کثیر از کاوشان، تفسیر ابن کثیر از جمع من ابوال هوا شریبو فیشریبو. خب بله خب چی معنا میده؟ چی معنا میده؟ فرق میکنه. شما سوال مرا جواب بدید. فاشربو عزیز من اشربو اجازه بدین سوال مرا جواب بدید بعد تو میای با ما مناظره کنی. سوال مرا جواب بدین ببینین کو بسیار خوب من سوالت را جواب بدم. تفسیر مرا بزرگ بسازید. آیا جزء آیه های غیر حربی ما بسیار خوب تصویر مرا بزرگ بسازید که من صحیح بخاری به این بزرگوار بیارم. هنوز اینا آیت را مستقیم خوانده نمیتونن متاسفانه. آیت را نمیتونه بخونه. بعد میگه که شما عربی نمیدانین. خودشان هیچ عربی نمیدانن از ما بدتر. اجازه بدید که من کامره ما پاس کنم تصویر را دور بتون. ما آیت را خواندم از ایشان تقاضا میکنم که آیت را به زبان عربی بخونن نمیخونن. عزیز من کتاب صحیح بخاری مهربانی کنین همین آیت را بخونین با دوستان یک بار ما که خواندمش بخون. اعتراض شما میکنین بعد ما بخون. خب عزیز من ما خواندم از شما تقاضا کردم که شما بخونین یک بار. اعتراض شما میکنین نمیخونی آیت قرآن را بخونین. خب بلند بخون شما باید بخونین. نه بلند بخون همه بشنون که شما عربی میکنین چقدر عربی بلد هستین. ببینین وقت تایم خود را هدر نتین بخونین. شما سوالی که من مطرح کردم باز این روایت خود خودت هم دوستا ببینیم سوال پرسیدم عزیزم جوابی او را بیتا خود روایت برای من میاره. عزیز من آیت قرآن است. خب بخون تا به تفسیر بخاری دادم خب نه سوالی که ندادی جواب رو من جوابش رو جواب تو رو با این مقایسه میکنیم. اجازه بدید سوالی که من میپرسم باید دوباره آیه رو بخونم. من میایم حرفایی که تو گفتی در مورد صحبت کنم. آیه رو خواندم جوابش گرفتم دیگه تمام شد رفت. من میگه جوابش است. من اجازه بده که اشتباه گفتی تحقیق کردیم. از ایشان سوال پرسیدم میگه آیه برای ما بیارن جواب میگه من همون آیه رو پس آیه رو آوردن پس آیه رو که آوردی گپ خاطر اعتراض نمیتونی با ما این مال مالکشی ها و جنگ های روانی رو انجام بدی. مالکشی خیلی مالکشی خب اینا خودت برای ما ایشان ان بفهمونید لطفا. یک لحظه دوست عزیز ایشان از ما پرسیدن این روایت چیکار میشه صحبت کردی دیگه جواب دادم گفتم مالکس یک روایت برای ما بیار غیر حربی ما خب اجازه بده کمی پس روایت برای ما نشان داد. حالا ما آوردم با امیر دکتر رسیب امیر یک لحظه صبر کن اینو آورده برات میخونه دیگه. تو چی عجله داری عزیزم بگذار اینو میخونه دیگه. ببینین عزیزان ایشان ما گفتم که در این واژه آمده که انما گوش کنید زبان عربیش را
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ای یقتلو، عزیز من، یقتلو تی تجدید داره، به شدت بکشید، نگفته جنگ کنید. هنوز نمیدونی. میریم به ترجمه فارسی از کتاب صحیح بخاری، دوستان بزرگوار. خب ایرم من میگم خودت اصرار بری داری. خب خودت اصرار بری داری. دوستی عزیز. ما که تو دیگه ببند عزیزم، تو صحبت کردی، من سکوت اختیار کرده بودم. اصول مناظره را میدونی، قرار بود با ما مناظره کنی، ولی در گفتگو اصلا نمیتونی گفتگو کنی، باز مناظره رو دور بگذار. دوستان، صحیح بخاری جلد پنجم ترجمه فارسی صفحه 140 کتاب تفسیر باب انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، از این که در منبع معتبر برای اهل سنت وجود خارجی نخواهد داشت. خب میریم بالای مسئله. من از ایشان پرسیدم، گفته چرا مخالف خدا را بکشین؟ و قتلو، به شدت بکشین، یعنی عذاب کش کنین. دوستان عزیز، حرف ت تجدید داره، میبینین تجدید حرف ت را؟ ایشان گفتن یقتلو، اشتباه، یقتلو، اشتباه. کاوش عزیز، فقط باز همین یقتلو که هست، تجدیده که قتل هست، این اثبات میکنه اون کلمه بعدی که او یسلبو، یعنی به صلیب هم بکشین، بسلیب هست دیگه. بله، گفته ای یقتلو او یسلبو و به صلیب بکشینشان. ببینید دوستان عزیز، اینم کتاب صحیح بخاری شان. ما گفتم یحاربون الله چی معنا میده؟ ایشان گفتن یحاربون الله در مورد کسایی آمده که در برابر دین مشرکان و فلان بهمان. این آیه هیچ ربطی به مشرکان نداره، شأن و نزولش در پایین است. میریم به واژه یحاربون الله چی معنا میده. بخاری چی گفته؟ محمد ابن اسماعیل بخاری، ببینید بزرگواران، بذارین که المحاربت لله الکفر بهی، محاربه در برابر الله کفر ورزیدن به الله هست. یعنی کافر را باید چیکار کنین؟ بکشید. و این آیه ربط مستقیم به قتل مرتد داره. میریم به متن روایت، مربوط همین آیت میشه. 4610 روایت صحیح بخاری، ایشان گفتن مشرکان. حالا میبینیم از ابو قلابه روایت است که گفت وی در پشت سر عمر ابن عبدالعزیز نشسته بود و مردم در مورد قامه یاد کردند، قسامه، معذرت مرا بپذیرید چون من روی گوشی میخوانم، یاد کردند و گفتند که خلفا به قصاص کشتند. عمر ابن عبدالعزیز به سوی ابن قلابه نگریست و بر او پشت سرش بود و گفت تو چی میگویی ای عبدالله ابن زید؟ یا چونین گفت تو چی میگویی ای ابو قلابه؟ ابو قلابه گفت من نمیدانم که قتل کسی در اسلام روا باشد مگر مردی که زن داشته باشد و زنا کند و کسی که بدون قصاص کسی را کشته باشد یا با خدا و رسول جنگیده باشد. انس مرا چونین و چنان گفته است. ابو قلابه گفت گفتم که انس مرا حدیث کرده است که گروهی، ببینید دوستانشان گفتن مشرکین، حالا میریم روایت را میخونیم، اینجا شروع میشه. گروه نزد پیامبر آمدند و با آن حضرت صحبت کردند و گفتند آب و هوای این سرزمین به مزاج ما برابر نیست. آن حضرت فرمود این شتران ماست که بیرون میروند که بچرند، پس با آنها برایید و از شیر و شاشه آنان داروگونه بنوشید. ایشان هم منکر شدن، گفتن این ربط به شاش شطور نداره. گفته شیر و شاش شطور یک جا کنین بنوشین، توصیه محمد رسول اسلام، سنت محمد. خب آنها با شطران بیرون آمدن و از شاشه و شیر آن نوشیدن به فرمان پیامبر اسلام و سلامت یافتند. سپس بر شطرچران حمله کردند و او را کشتند، فساد یعنی، و شطران را ربودند. پس چرا در مجازات آن گروه تأخیر شود؟ نفسی را کشتند و با خدا و رسول او جنگیدند، یعنی مرتد شدند دوستان عزیز، و رسول را از غلبه و قدرت خود ترساندند. سپس ابو قلابه گفت سبحان الله، آیا بر من تهمت دروغ میبندی؟ انس همین را به ما حدیث کرده است ولی به این تفصیل نشنیده بودم. سپس امان انبسه گفت ای مردم، چونین چنان به تحقیق که شما پیوسته در نیکی هستید تا آنکه این مرد یا مانند این مرد در میان شما باشد.
بعد رسول الله چی کار میکنه؟ سیخا را داغ میکنه، در چشمه اونا فرو میکنه. روایت را بخونین دوستان. ببینین، من که میگم مسلمان صادق نیست در بس، المحاربت لله الکفر بهی، کسی که کافر به خدا میشه یعنی مرتد میشه بعد از اسلام. چی کار میکنن؟ به شدت میکشن و به دار باید آویخته شوه و دست و پاش باید برخلاف جهت بریده شوه. چرا شما صادق نیستین مسئله شاش شطر را پنهان میکنین؟ چرا شما صادق نیستین؟ خب آیات قرآن را خواندنش را بلد نیستین؟ صحبت کنم شما جناب کاوش، شما جنگیدن با حربی ها یعنی در محاربه و میدان جنگ، یعنی این میدان جنگ است؟ یک لحظه اجازه بدید. یک لحظه. شما کاملا او را رد میکنین، میگین این کار یک عمل درست نیست؟ در کجا آمده میدان جنگ؟ یعنی در میدان محاربه جنگیده؟ نه آمده میدان جنگ، در کجا آمده عزیز من؟ من از شما سوال میکنم بزرگوار عزیز. نه در میدان جنگ آدم می جنگه، کسی در روی سرک بر روی حمله کنه مجبور هستم جوابش بدم دیگه. خیلی عالی. یعنی در اینجا میدان جنگ در کجا هست؟ در میدان محاربه، یعنی شما اگر قتل میشه او را چی نمیکنین دیگه؟ یعنی قتل شما در کل رد نمیکنین که عمل نادرست است؟ بله. نه عزیز من، ببینین من برایتون با وضاحت میگم، اگر فردی بالای من حمله میکنه پیش ما اگر اسلحه باشه من از جانم دفاع میکنم. نه فقط هدف من میگم. بله این آیت ربطی به میدان جنگ نداره. دوستی عزیز، ایشون آمدن بر من این مسئله را ذکر کردن، این روایت را آوردن، من جواب دادم برش، بعد میگه این مشرکین نبودن این مرتدین بود. عزیز من، مرتد و مشرک هر دوش یک حکم داره. زمانی که حمله میکنه مرتد کجا حمله کرده عزیز من؟ مرتد و مشرک، اسلام یک قاعده داره، من بدل دین فقط لو کسی که دینش تغییر داد و کشته میشه طبق حدیث. پس انال اقرار میکنی که اول اومدین مشرک رو آوردین اشتباه کرده بودین؟ خب ببینین یک لحظه، من سوالی که پرسیدم ایشان گفتم یک آیه برای ما بیارین که در واقع این جزی آیه های غیر حربی ماست. خب این عزیزم آوردم دیگه، پیشوریت باز است. خب یعنی این غیر حربی است؟ بله بله. در کجا غیر حربی است؟ بله در کجاش کرده؟ از قوانین یک کسی سرپیچی کرده و اینا قبلش نظام نداشت. از قوانین الله سرپیچی کنم هر بس؟ بله شما در واقع اسلام سیتی زیگر. عزیز من مرتد میشم، مرتد شدن یعنی حربی هستم من؟ بله در واقع شما اگر تشکر عزیز من، شما فکر نمیکنم قربانت عزیز من، دنبال مناظره دیگه نباش. پس درست مرتد شدن میگه حربی هستی مرتد شدی؟ خب بله، وقتی یک شخص حربی میشه مرتد میشه در واقع اسلام سیتیزی میکنه، این حربی محسوب میشه. حالا من حربی هستم، مرا گیر کنی میکشی؟ اگر کسی نمیکشه نه نه مشکل نیست. من اصلا من دیشب نگی اجازه جواب بده خودش جواب بده. من اسلام را نقد میکنم، مرا گیر کنی میکشی؟ نه جوابت داد اما حدیث 69 22 را خوان دیگه برات گفت من بدل دین هو فقط هر کسی که دین خود را تبدیل کرد بکش دیگه تمام جوابت داد دیگه داد میشه دوست الکسلکسر بعد هو حکم خاص خود را مرتد هم داره که او گرفته میشد میادش چقدر هست دکتر او را هم واضح بگو دیگه ببینین حکم مرتد که ما گفتم در صحیح بخاری آمده حکم باب مرتد و المرتد حدیث بدل دین این جزی از این در واقع مرتدینی هست که بر علیه اسلام میتازن. این که یک نفر مرتد میشه در خانه کسی نمیفهمه. حتی شهادت یک شخص در مقابل ارتداد یک شخص هم قبول نیست. چرا که در زمان عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله مردم میامدن به دروغ میگفتن و او بعد نامه روان کرد که 10 نفر یا 20 نفر هم که بیا یک نفر بگه که مرتد است اداش قبول نمیشه. به خاطر عزیز که امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمه الله بر این نظر هستند که مرتد گرفته میشه در زندان انداخته میشه 30 روز وادار به توبه میشه اگر توبه نکرد حکم اجرا میشه. خب یک باب دیگه است چرا این کار میشه به دلیل ازی میشه زن مرتد چی کار میشه زن مرتده آزاد از خانه اجازه بدید زن مرتد آقا اسلام اندیش حالا من یک سوال از شما دارم یک لحظه لطفا یک لحظه من شما یک سوال دارم حالا شما سوال کردین من جواب دادم من شما یک سوال دارم کاوش دکتر جان یک لحظه صرف میخوام دوی جان عزیز قاری صاحب محترم میوت شدن اگر لطف بکنین ما را انمیوت بکنین اگر امکان داشته باشه بالا بیان تشکر حتما دوستان عزیز کاوش من با جرئت گفتم هر سوالی داری بپرس سای سی سی مایده را گفتم حالا من شما یک سوال میپرسم به خاطر عزیز یک چیز صحت و ضعفش را مشخص کنین از چی قاعده استفاده مشخص است اگر مثلا مسئله باشه که ما در مورد صحبت کنیم عقل و منطق انسان هست یعنی هر کس از ذهن خود استفاده کرد یعنی کارش حتما درست بوده ذهن نه عزیز من عقلش عقلش بله عقلش
خب حالا هر کس از عقلش استفاده کنه کارش درست بوده. از من سوال بلی نخیر نپرس، من برای توضیح دادم انسان سوال در خب بلی نخیر اصلا و هر نوی که جواب میتی مثل ما رو با جرأت باش جرأت داشتی ببین بزرگوار، انسان برای تفکیک خوب از بد، خوب از بد، خوب را جدا بد را جدا، نیاز به منطق و عقل داره، نیاز به شعور داره. حالا سوال بعدی. خب یعنی به این معناست که هر نفر از عقلش استفاده میکنه کارش درست است، چرا که شعور داره دیگه، چرا که انسان ها کلا شعور داره، کدام انسان دید بی شعور باشه؟ حالا سوال می است، نظر در مورد جافری دامر چی است که وقتی که در دستگیر شد جز قاتل سریالی وحشتناک و خطرناک لیست اف بی آی هست، جفری دامر وقتی که گرفت گفت ما کاری را انجام میتوم که دلم بخواه و او کار درست. ایشان در سال از 1978 تا 1991 تقریبا بیشتر از قتل کرده بود. یا هارول شمپمن که نام از عقل خود استفاده کرد، یا جان وین گیسی، یا اچ هولموز، خب او هم از عقل خود استفاده کرد. تو هم از عقل خود استفاده میکنی؟ ما گفتم صحیح و ضعیف یک چیز را چطور میکشید؟ و چیزی که تو صحیح بگی شاید او ضعیف بگه، چیزی که هالوود چمپین صحیح گفت که عبارت از قتل است تو ضعیف میگی. های کدام جوابت نمیتم، جوابت نمیتم، اما اجبار است باز تصویر بزنم دیگه. خب بخاطر که موضوعات را، حالا امیدوار هستم که موضوعات را دوباره تکرار نکنی شما در شما تصویر میزنین تصویر نمیزنین، این سوال را جواب بدین کافی. من جوابتان را دارم، اما تو تصویری میتم که خوشتان بیاید عزیز دل من. خب ببین گل برادر، ما داریم ذهن، ببین به این نقشه، این نقشه بسیار مفید است. تفکر، تفکر انسان میتونه، انسان با تفکر خود چیکار کنه؟ قتل کنه و چیکار کنه؟ با تفکر خود میتونه انسان چیکار کنه؟ انسانی را نجات بده از قتل. اردش تفکر است. تفکر دو تا جهت داره، جهت عقلانی غیر عقلانی. حالا برات بگیم که چگونه ما جهت عقلانی و غیر عقلانی را میتونیم تفکیک کنیم. اون کسی که قاتل میکنه دوست عزیز، من میره گفتم از عقل صحت و سقم شما ثابت میسازین. بله اون کسی که قاتل میکنه غیر عقلانی است عزیز من، عزیز من غیر عقلانی است، عملش عقلانی نیست. خب او را من زمین یک شخصی از زمین ماده ای به نام عقل که در روی سر هست او هم استفاده میکنه. عقل ماده نیست پروزه است عزیز من. جناب یک لحظه سوال مرا چرا جواب نمیدید؟ یک لحظه نه، جناب فریتنگر عزیز چند لحظه قبل خودتون نگفتین که اگر در جنگ در محاربه شما باشین شما قتل را روا میدونین، پس چگونه؟ نه قتل نه، ببین عزیز من، چرا شما حرفای من را تحریف میکنید؟ بلای جان خودت شد گپای عزیز. اجازه بده عصیم جان وای کارای ببین، من میدونم بسیار رندی میکنید، اسلام عزیز اسلام من رندی میکنم یا غیر رندی میکنم؟ جان یک دقیقه، این رندیگه کار در برابر ما بسیار محال است. اجازه بده، نه اجازه بده آقای اسلام اندیش عزیز، اونجا کاوش گفت، گفت اگر کسی در سر من حمله بکنه من از خود دفاع میکنم. متوجه هستین؟ نگفت خب این موضوع را چی نکردن؟ واضح نکردن که در کدام حالت؟ حالا اینا داره کردن را تشکردن. یک لحظه اجازه بیتیم دوستا، ایره با بسیار یک جای اساسی آوردم. بسیار یک جای اساسی. آفرین. منبع یا رفرنس برای صحت و ضعف یک عقل است. خب از هر کس که از عقلش نیست این دهاله پتا و فتا بله هر کس از عقلش فاق کنه کارش مثبت است. بله آفرین آفرین مثبت، آفرین مثبت. کاری بسیار خطرناک، کاری بسیار خطرناک. ببینید جیفری دامر یکی دار صحبت کنه اجازه بده، جیفری دامر از عقل خود استفاده کرد 100 نفر را کشت، هالوود چمپمن بیشتر از 100 نفر را میکشت و آتش میزد، جان وین گینسی ای هم همچنان، تیت باندی یا مثلا پیترو لوپس یک تا مثال بگوی کافی است عزیز من. حالا می خیلی از افرادی هستن که در یک نفر کافی یا اونایی که از اون که بگذاریم تجاوز که میکنن، از اونایی که بارلای 4 ساله تجاوز کرد خب از اونا بگذاریم، خوام از عقلش استفاده کرد. چرا تو برای خود
بر عقل خود میگی هر چیزی که من انتخاب کنم درست است، خود نفری مقابلت هم کمی کارا را کرده در نزدش کاری خوبی بوده که انجام داده، پس تو که یک کار خوبی را در ذهنت بگوی که عقلت بگوی انجام میتی که خوب است، او هم گفته عقلش هم قتلک که خوب است، پس تو چرا او را نقد میکنی؟ ای را نقد میکنی، یک نکته اینجا باریکی داره، یک نکته دل باریکی داره، این جواب برای من بده، گوش کن نکته باریکی چی است؟ نقطه باریکی چی است؟ خب گوش کن، این که اجازه بده طرف مقابله که مثلا مثال میگم، میگم تد باندی نفر کش به عقلش عزیز من فهمیدم عمل زشت عمل زشت اجازه بده اجازه بده اجازه بده تکرار نکو دیگه وقت دیگه رو نگیف کاوش فریتینکر میگه این کار اشتباه است، اینمی رفرنس تو برای ما بده از کجا فهمیدی که کاری از او که از عقل است اشتباه است و کاری که تو از عقل میکنی صحیح است؟ یک پشتیبانی یا باید باشه اینجا بفرما. ببینین بزرگواران، من حیث یک فرد بی خدا به این نظر هستم که عملی که با عقل آمیخته باشه همیشه عمل نتیجه مثبت داره، همیشه نتیجه مثبت داره. انسان وقتی کوشش میکنه کاری را کنه، خوب گوش که ایزم مایک باز نکو، گوش کو که اینجا برایت من بسیار یک چیز خوبی را امروز بفهمانم. انسان تفکر داره، تفکر یکی از چهار تا پروسه مغز انسان است: تخیل، ادراک، احساس، تفکر. مغز ما چهار تا پروسه داره، یکی از اونها تفکر است. تفکر دو تا جهت داره، جهت مثبت، جهت منفی. کسی که میخواد درختی را غرس کنه، درختی بشانه، حیوانات را کمک کنه، به انسانها صدمه، به انسانها کمک کنه، پزشک باشه، اون هم با فکر آغاز میکنه، فکر میکنه که همین عمل را من انجام بتم یا نتم، به نتیجه میرسه که بله من این عمل را انجام بتم. در کدام جهت قرار داره؟ جهت عقلانی، جهت مثبت تفکر. این تفکر جهت منفی داره به نام اعمال غیر عقلانی. اعمال غیر عقلانی به کدام اعمال میگن؟ طرف تصمیم میگیره که برای احمد را بکشه، اما با فکر آغاز میکنه، طرف که تصمیم نداره. خب به این شکل نمیشه، به این شکل نمیشه شما سه نفر سوال کنین جواب بدین. خود تفکر مبدایش عقل است، درست است؟ شما داری عزیز من تفکر مبدای عقل جانه برادر، عقل در یکی از پروسه های تفکر است. دوستای عزیز اینمی قسمت را اسکرین بگیرین، تفکر اسکرین بگی عزیز من نشه که یاد بگیرن دوستانتون، سوال را اجازه بدین من جواب بدم. مدیر عزیز شما از عقل میشه، تفکر ناشی از عقل میشه، ای چی میگه؟ تفکر عقل ناشی از تفکر میشه. شما نمیدونید این مسئله، یک نفر مثلی که برش بگوی، یک نفر مثلی که برش بگوی که عزیز من اجازه بده که من برات توضیح بدم، توضیح تمام شوه دیگه. دکتر سی وسیب اجازه بدین که صحبت هایشون آقای کاوش منعقد بفرماین. بفرماین آقای کاوش. ببینید بزرگواران، ما برای اینها میگم مغز انسان چهار تا پروسه داره. پروسه اول مغز ما تفکر هست، پروسه دوم مغز ما ادراک هست، پروسه سوم مغز ما یک دو میریم به طرف سوم احساس هست، پروسه چهارم ما چی است؟ تخیل هست. این چهار تا پروسه های مغز ما هستند که بعدا همه از اینها ساخته میشن: هیجان بودن، ترسیدن، قهر بودن، خوشحال بودن، دیوانگی کردن، به خدا باور داشتن، همه در این چهار تا پروسه هستند. خب سوال اینجا حواس ماده هست و خود تفکر، تعقل و ادراک، همه اینا نشأت گرفته. شما تذکر داد که سکوت کنین تا وقتی که جواب تمام بشه. پیست جرأت ایره نداره که مردم برابر عمر دست خونده دیگه نمیشه کلکتور بانی. دکتر سیرزیز عزیز من میدان را مذرت میخوایم، میدان را شغالی کردن برد نیست. یک ثانیه دوستان عزیز ارجمند خواهشن، به خاطر که امی بحث تا فعلا بسیار زیاد نازنین پیش رفته، هیچ دوستی تا امروز اعتراض نکرده که تا این لحظه که حق ما طرف شد یا مایک کم گرفتم، من خواهشن آقای کاوش صحبت شه با پایان برسه. به تخته گرفتن شعور جمعی است وقتی که یک آدم دازدارت پیوسته تناقضگویی میکنه، اینجا برای انسان های از برابر برمید خوشم ایتو باید در خود باشی برنامه را لایک کنید. مولی یک دکتر سبی عزیز صحبت شانه تمام بکنن، بعد آقای کفرکش خودت بیا بگو به حساسی نی دلائل چهار تیره که کشید به شعور ما بازی کرد یا شعور ما را مسخره گرفت. اجازه بده مولای من اینجا یک نکته رو بگم، ما داخل بحث نمیشیم، صرف متوجه میشم دوست 500 600 عزیز من تو ما را متوجه میشم. همینجا نکته رو بگم، یک نکته رو بگم همینجا. من از ایشان سوال پرسیدم، گفتم کار پترولوپس از عقلش بوده صحیح بود دانسته به نزد خود؟ من میگم از عقلش نبوده، دارم برات ثابت میکنم که از عقلش نبوده. اجازه بده. و خود آقای کاوش میگه نخیر این کارش اشتباه است،
یک لحظه قبل ما پرسیدم گفتم من به صحت و ضعف یک مسئله چی است؟ میگه عقل. خب چطور حال تو پس رد میزنی بر او شخص؟ حالا اینجا یک سوال دیگه ایجاد میشه که نیاز است که در عمق عزیز من این سوالت را اجازه بدی که جواب بدی. جواب نیست امیر ناق اینجا تو حال اینجا کشیدی چی درد در دوام میکنه سوال است؟ بشیاد بدزبان هستی تو بزرگ با سوال کردی تو چی کاره هستی که تعیین تکلیف کنی که من جواب بدم یا نه؟ درست است نقاشی تکوب به کاری به نقاشی ندارم. از مایکت را ببند دیگه نقاش. سوال مرا بشنو بعد کاری تکو. سوال چی است؟ یک سوال کردی اجازه بدی او تمام شود. خب خیزک میزنن اینها نمیدونم ما را نسل میمون میگن میمون بازی اینها میکنن با ما. باشه بر صورتش آقای کاوش امی سوال پاسخ به پایان برسانیم. خب اجازه نمیدن حالا دوباره مایک باز میشه. کاوش عزیز یک نسه نوید عزیز اگر امکان داره کاری صاحب بالا بیارین من پایان میرم چای خالی شو برسنا لطفا کاری صاحب زوان بالا بیارین. حتما تو قرار بود که در صف آقای کاوش باشی آقای عنایتی. نه ایشان مسلمان هستن من به صف نیاز ندارم عزیز من. مشکل نیست شوخی کردم بفرمایید. ببینین بزرگواران من برای اینها میگم تشریح میکنم که ما عمل خوب را از بد خوب ببینین مثبت را از منفی با عقل ما چی میکنیم؟ تفکیک میکنیم. این عقلی که در اینجا است پروسه تفکر دو تا جهت داره بزرگوار نازنین من. جهت عقلانی وقت انسان با عقل خود تصمیم میگیره هیچ وقت قتل و تجاوز و فلان بهمان را انجام نمیده. اما امین تفکر جهت منفی داره. جهت منفی چی است؟ انسان در خانه نشسته میل داره که برای به کودک تجاوز کنه. بفهمیم این شخصی کاری که انجام داده غیر تفکر الهاز غیر عقلانیش بوده از کدام منبع برمیست؟ منبع یعنی چیز من تفکر دو تا جهت داره عقلانی و غیر عقلانی. گفت شاید کی اسمه دکتر اگلاز دکتر اگلاز بیا نبستی تو بابا دکتر حسیب جناب فریتنگ من چی نمیشه صحبت کردن عطل جان اولا این که السلام علیکم رحمت الله و برکاته دوم این که نوید جان از اول لایف که من میوت بودم تا حال پیشتر نمیدونم که کی از کی کار کرد ولی ما ریکارد گرفتیم. خب ما چون وقتی ما بسیار کم مانده و ما به خاطر که خفه نشه دوست ناباور ما بابوش جان گفته بودم که در قرآن مسئله ایراد کردی من جواب میتوم. من فقط 25 دقیقه دیگه دارم. بابوش جان اگر چی داری دلچسپی داری اما مسئله ای آیت سوره 33 المائده رو برویم یک جایی بررسی کنیم که چی گونه آمده خود و چی گفتی و اصل موضوع در کجاست. خب بفرمایید بخون اول آیت را برای دوستان قلقلک و یک بار من تو نمیکنم ما کوجون می تو بس نمیکنم آیت بخون یا نخون فارسی شو بخون ایراد تبوک بعد می کن کو. نه من نمیتونم از شما خواهش کنم که شما بخونین یک بار آیت را. من میخونم من حافظ هستم ما را بند خب بفرمایید بخونید پس شیطان رجیم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني لكوش جان بسیار محترمانه محبت و میزانه بس. اگر میخوای فارسی شو بخون و اگر نمیخوایی نقطه ایراد خودت بگو که من جواب تو بگم بفرما. بسیار خوب عزیز برادر ببینیم در همین متن قرآن انما جزاء الذين يحاربون الله این واژه يحاربون الله چی معنا میده؟ ما گفتم خود لطفاً یک دفعه ایرادت اتمام بکو باز ما گپ بزنیم صحیح بفرما. اینجا یحاربون الله آمده جنگ در برابر خدا. شما ادعا دارین خدایتان فیزیکی نیست. جنگ در برابر خدا یعنی چی؟ چگونه در برابر خدای شما میشه جنگید؟ از خودتان نگوین رفرنس بیارین که المحاربة لله این و آن. از خودتان نگوین رفرنس ما دارم و از شما هم آرزومند هستم رفرنس بیارین که جنگ در برابر الله یعنی چی. حرف ما تمام فقط رفرنس بیارین و بگوین که جنگ در برابر الله یعنی چی. سوال مشخص است. نه ایراد تو قبلا که چیز دیگر بود که در برابر ما ملحدین است و چونین است و فلان است و شأن نزول شا گفتی و بیا که اول شأن نزول آیت ببینیم. بیاین از اول آیت شروع کنیم. کاوش جان خودت چی کردی؟
ایرا آوردی مستقیما بالای خودت که من ملحدم محاربم چنین و چنان. اینالی کامنیت بنکو میرویم به سوی شن نزول آیت. این آیت چرا نازل شد؟ کیها بودن؟ چی کرده بودن؟ و چرا این گونه اینا پاداش شده بودن؟ و حدیث بخاری که خواندی، من از بخاری حدیث میارم، اما را به فارسی بخوان. صحیح است؟ عزیز من، شما اول لطفاً امین یحاربون الله را به دوستان باز کنید. چی مفتر استم از تفسیر برات میکشم یحاربون الله چی معنا داره؟ بفرمایید. درست است؟ نمی جان اسکرین مرا بزرگ کن لطفاً. اولا تفسیر چی است که بانا از کدام جد؟ معالم التنزیل فی تفسیر القرآن الكریم لیل بغوی، تفسیر امام بغوی است. خب چی گفته؟ آیت انما جزاء الذین یحاربون الله، گپ چی است؟ انما جزاء الذین یحاربون الله و رسول یسعون فی الارض فسادا قال الضحاك نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله عهد. ياكي از اسباب نزول استا، ياكي از قوم أهل الكتاب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهده امن وصلح بود. كردن فنقضوا العهد بيمان شكستن وقطعوا السبيل رهزني كردن وافسدوا في الارض. ياكي از اسباب اسخب. وقال الكلبي نزلت في قومي هلال بن عويمر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمر وهو أبو بردة الأسلمي. طب أمين تنين لك معاهدة بين يكي أس قومي تشيبوت بني هلال هلال بن عويمر تشيبوت ألا يعينه ولا يعين عليه. عهد بيمان رسول الله بن عويمر تشيبوت که نه کمک بالایش میکنه نه کسی، یعنی زیدش استاد نمیشه، نه او زید ما استاد شوه. سیسته و کسی که از منطقه بن عویمیر به سوی رسول الله میروه او چی است؟ او چی است برادره؟ چی است؟ در امنیت است. بن عویمیر چی کرد؟ فمر قوم من بنی کنانه یریدون الاسلام بناس من اسلم من قوم هلال بن عویمیر. یک گروهی از مردم به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم از زمین بنی عویمیر می رفتن و چی کردن؟ فشدوا علیهم فقتلوهم، آنها را کشتن و اخذوا اموالهم فنزل جبریل علیه السلام بالقضیه فیهم. خب یعنی یک چی دیگه است؟ سوید حدیث هم است. عبدالواحد الملاحي بما روايات كان احمد بن عبد الله النعيمي محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسماعيل تا جاي كيشي از انس بن مالك رضي الله عنه قوف قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم من عكل ونو قبل يستكين آمدا در مدينة وإعلان اسلام کردن، ولكن وجه طول مدينة انفضای مدینه برشون مناسب نبود از نگاه مناخی و چی اینا چی کردن. فامرهم النبی صلی الله علیه و سلم، اینا مریض شدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن بروین پیش شترای از صدقه که در جای که چی میشدن در آنجا آنها دم و ایلاقی که اونا میگشتن و میچریدن. فیو شرابو من ابوالها و البانها، از شاش شتر و شیر شتر بنوشن شفایابشان. خب چی شد؟ ففعلوا فصحوا، آنها چنین کردن و صحتمند شدن. باز چی کردن؟ فرتدوا از این مرتد شدن و قتلوا رعاتها، کسانی که شتر چرانا بودن آنها را کشتن. و استاقوا الابل، چی کردن؟ و شترها را دزدی کردن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وبينندگان گرامی شما دیدین که دوست ما کاوش جان آخرش ترجمه کوم رو خوندی پیشتر سیخوره که داخت کرده و چشمشان بله ما همش ترجمه کنیم. خوری جان یک لحظه، خوری عزیز یک لحظه، من میرم پایین در جای ما می آریای عزیز رو بیارین بالا، من میرم پایین. بله اون آخر را ترجمه که عزیز من آخر را چشم چی رانه؟ اینا شترها را دزدی کردن، پس دزدگیرشان کردن
دستایشان از دوست و پایشان از جانب مخالف بریده شد و چشمشان بسیخ داغ شد و گذاشته شدند تا وقتی که بمرند. درست شد؟ بله. یعنی سنت رسول الله در برابر اونها تمیل نکنید. تمیل نکنید. اوقات یه مرد است. نظام اسلام یک اصل است. قصاص به نفس. آقای کفرکش یک لحظه یک دقیقه کفرکش خواهش میکرم. کاوش جان در نوبت ما حق نداری که کامنت کنی و توجیه کنی موضوعات. چون خواستی کتمارش کنی ما گفتم بخوانش. نه خواهش میکنم قندولک ما ترجمه کردی وقتی اون ظلم اومد ظلم را نخوندی دیگه حالا نگو که ما نه خواندم همش خواندم قندولک بیگم سانسور کردی عزیز من قندولک من نیستم لطفا مؤدب باش قندولکم جان جگر مؤدب باش اینالی عزیز برادر مؤدب باش لطفا یک دقیقه خواهش عزیز فارس خواهشن میبینی که همین بس خیلی محترمانه و خوب پیش میره و قندولک همین چیزا حرفای درستی نیست خواهشن نگوین من از پیش شما خواهش میکنم تا بس پیش بره بفرمین مایکتون رو باز کنین کارسی بزیز بفرمین اینجا جای کاوش به این چیز راضی نیست قندولک هم بگیم راضی نیست جان هم بگیم راضی نیست عزیز هم بگیم راضی نیست کاوش جان چی چیز تیره راضی میسازه بگو ما رو بگو همون قسم خواهش کرد کاوش عزیز برو ما به دیگه کاوش عزیز میگم ایش تجاوز نمیکنم از همین لفظ خب اینها کسانی بودن که سه سبب نزول از در این آیت کاوش عزیز آمدن وقتی که از صحیح البخاری حدیث را خواندن به زور یا به هر رقمی که توانیست او حدیث و آیت را به سوی خودش کشانیدن که من مثلا ملحد هستم فلان و فلان هستم در سبب اسباب نزول آلی بعد از او یحاربون الله و رسوله را برات از تفسیر میارم. اقوام بودن دو قسم قوم. قوم اهل کتاب بود که پیمان را شکستن، عهد امنیتی را شکستن، راهزنی کردن، در زمین فساد برپا کردن. و قوم بنی عویمیر، بن هلال بن عویمیر، با رسول الله صلی الله علیه وسلم عهد و پیمان داشتن، عهد و پیمان را شکستن و وفود و گروهی که بسوی رسول الله به خاطر مسلمان شدن می رفتن آنها را غارت کردن آنها را کشتن اموالشان را گرفتن در سبب نزول سوم یک گروهی از مردم به مدینه می آیند پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و اعلان اسلام می کنند درست است؟ اعلان اسلام می کنند بعد از او یعنی هوای مدینه به اینها چی نمی آره تابش نمی آرند اینا شکایت میکنن رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمان که خارج مدینه چراگاهی است که در آنجا شتران از صدقه در آنجا میچرن بروین از شاش شتر و شیر شتر شما بنوشید تا که همین مرضی که عاید به حال شما است از او صحت یاب شوین پس اینها چنین کردن و بعد از اینکه اینها صحت یاب شدن مرتد شدن و نه اینکه مرتد شدن اما شتر چراران را کشتن و شتران را دزدی کردن حال این در اینجا مسئله چی است؟ آنها را که وقتی که دوباره گرفتار کردن و به دست آوردن چشمهایشان که کور از محسن دیدن بود چشمهایشان که نمی دانستن که احسان را ببینن چشمی که از احسان از احسان رسول الله که ایمان آوردن و از احسان این که آنها را به مدینه چی دادن پناه دادن و از احسان آن که آنها را معالجه و طبابت کردن اینها به او صحتمند شدن به این چشمانی کور اینها مجازاتش چنین بود که آنها به سیخ داغ گرم شوند این یک مجازاتشون بود مجازات دوم با و دست اینها از جانب مخالف بریده شد به خاطری که اینها مرتد شدند محسن کشی کردند و مرتکب جزای و مرتکب جرم قتل جنایت قتل خودش قتل می شود و همچنان قتل کردند و بعد از او شترا را گرفته دزدی کرده خارج مدینه بردند آنها حالی می آیند دوستان خدا ناباور ما و دوست عزیز ما کاوش عزیز چی میکنن همه آیت ها را رخ میتن تا که زشت نشان بتن که والا سیکو من و تو ای برادر ملحد ما یا برادر ناباور ما چنین و چنان آیت ها درباره ما نازل شده آیت به خود سبب نزول داره و وقتی که کاوش عزیز وقتی که آیت را خواندی استدلال کردی برادر همین گلپاشی را بند کنیم ما به خاطر گلپاشی کوی نیامده وگرنه پایان میروم باز پس اون کسی تنه میده که قاری پشت کوی نامده بود خوری نه پلیز دیگه خواهش میکنم باز مردم تنه میتر ویدیو جور میکنن که والا قاری آمده بود کوین گرفت
کاوش عزیز داره به آقای دشمن خرافات بزن. آه با با چی بدن؟ با دشمن خرافات چی برام میگی؟ سوال برای تو جواب ندادین. المهار به تو الله یعنی چی؟ کاوش جان، کاوش عزیز، خواهش میکنم خودت یک شبهه را در 30 ثانیه ایراد میکنی، رد کن. سوال ما چی بود؟ سوال ما چی بود؟ من میروم، ما یو حاربون الله. نه نه عزیز من، المهار به تو الله یعنی چی؟ کاوش عزیز، از این تفسیر برات میارم، صحیح است؟ خب بیا دیگه بیار، تو چرا قصه شو شطور را داری؟ کاوش جان، خودت چی میکنی؟ آیات و حدیث را همیشه میاری، استدلال میکنی. پس سوال برو که میری وقت نمازت میشه باز از دست میدم. نه ما 10 دقیقه دیگه مونده و خطا نشو. من نماز میرم. این شاش شطور خوری را بگذارین در جایش، برین بر واژه المهار بتون. شاش شطور، او مای گاد، بیا ما برات نشون بدم شاش شطور در کجا سودا میشه، در کجا فروخته میشه. عزیز من، من مسلمان نیستم، توصیه رسول برای من نیست، برای شما است. شما بیا لطفا مثلا کاوش جان صبور باش، میارم همشه برات. المهار و تلالله چی معنا میده؟ متوجه شدین آقای مدیر سوال ما چی بود؟ کاوش جان سوال ما مشخص بود، المهار و تلالله یعنی چی؟ من رد شبه را پورا بکنم. نوید جان، آیا ما به اختیار کاوش هستم؟ سوال ما را جواب نمیتن ایشان. من میگم المهار و تلالله یعنی چی؟ تمام به رسول هم برات میارم. وی همون را بیار دیگه. مقصد آقای کاوش طرفی بحثتان است، نمیشه بگوی که او گپ نزنه یا تا یا درست از مرا اجازه بتش که صحبت کرد المحاربت لله را جوابش را نگفته تاله، فقط گفت چند نفر اومد شاش خوب چشمایشان را کور کردیم. بدون جواب دادن ما پایان نمیشم، برات وعده میتم. صبر کن عزیزم، تو کاری که دیگه کدی اول ما رو به مردم آشکار کنم، مردم ببینند دسیسه و چله که تو میکنی، نیرنگی که تو بازی میکنی، او را بفهمن. مرا گفتی که سانسور کردی، سانسور اولی بود که آیت را آوردی مستقیما علی خودت و ناباوران بردی، اسباب نزولش نگفتی، قصه هایی که در موردش ما ذکر کردم اونا را ذکر نکردی، فقط خواستی که به مردم زشت نشان بدی که والا موت را میکشن و چنین میکنن. بله مرتد جزایش طبق قانون شریعت اسلامی کشتن است، مانند که خائن وطن کشته می شود. کسی که به وطن خیانت میکنه کشته می شود، همانون کسی که به دین، به الله و رسول خیانت میکنه کشته می شود. بسیار سیمپل است. حالی می رویم به سوی موضوع دیگر. یحاربون الله و رسوله، این به معنای قیام و قد علم کردن علی حکومت و نظام اسلامی است. این در تفاسیر ائمه ما چنین گفتن، فهمیدی؟ کدام تفسیر؟ بله بله تفسیر کدام تفسیر عزیز من؟ در تفاسیر همش میارم، همش میارم، صبر کن. امیر بیار که گفته باشه المحاربه لله یعنی جنگ در برابر مسلمانان. سایکو تو المحاربه لله و رسوله بعد خودت از طرف خود لفظ ایجاد نکو. نه عزیز من، ما متن قرآن را نمیگم. اصلا المحاربه لله یعنی چی؟ فهمی نیست که تو خودت یک لفظ در عربی ایجاد کردی. لفظ ما درست بود نبود؟ من بیار لفظ غلط است، لفظت غلط است. ما همین لفظ از کتاب صحیح بخاری بعد برات میارم، اجازه بدی؟ ما منتظر هستم منبع بیاری. بسیار خوب، منبع اول بگیرین. در کجا المنتخب فی تفسیر القرآن الكریم للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامیه. خب یک منبع است، ورخطا نشو. خب صفحه و جلد این تفسیر الکترونیکی است عزیزم. صفحه و جلد نداره، سایت است. سایت ای تفسیر الکترونیکی است، سوره مائده آیت 33 که رفتی همین تفسیرها برات باز میشه، همش باز میشه. بله خود سرچ کردی، رفتی گوگل کردی، بفرما بخون. ای گوگل نیست، از برای روز قیامتی سایت تفسیر قرآن کریم است. سایت در گوگل است دیگه، بفرما گل برادر. خب برو در گوگل کنی، اگه در گوگل باشه چی مشکل داره بگو زمان. سایت در گوگل است، بفرما بخون حالا مشکل نیست. بس فکر کنم از قمر مصنوی بیارین میپذیرن خدا دوست عزیز. یک دقیقه نه نه، ما الحمدلله آماده هستم به همه چیز. خب بسیار خوب، بیارین المحاربه لله یعنی چی؟ ایشان گفتن محاربه در برابر خدا یعنی جنگیدن با حکومت اسلامی. دوستان عزیز فراموشتان نشه، همین مبارزه خودت، جنگیدن خودت با شخص هست، با فرد فیزیکی هست، با یک تفکر هست. نه ما جنگ نمی کنم، ما منتقد هستم. مبارزه ده گفتم دوست عزیز، هدف نقد می کنم، نقد می کنم، نقد ما در برابر یک در مقابل تفکر هست و با یک شخص هست. مرتد محارب هستی وقتی که یوهاربون میگه خودت میگی چطور گفتی پیشتر که الله شما فیزیکی هست؟ نعوذ بالله که نه، ایشان گفتن که
المحاربه لله یعنی چی؟ یعنی اینکه برین در برابر حکومت اسلامی بجنگین، درست است یا خیر؟ نه خب شما این گونه ترجمه کردین. امیر برای ما منبع بیارن. نه چون ترجمه کردن میشه شما محارب ببینید مرتد محارب منبع بیار والا منبع بیار که میرا وقت نمازش میشه. اعتراض کامتون مایک تایکو کاوش جان، من از خواهش دارم، کاوش جان، خواهش دارم از خودت، من من بعد هر جایی که شالا رو برو شیدیم، امرا صبح یک خواهش دارم، من برادر شاهد هستن، حتی ملحد یا ناباوری که در لایف ما بیا اگر پایون می روه، من فرار، وقتی چیز نمیگم، انسان هست، امکان داره که من نگفتم فرار، گفتم وقت نمازت میشه گفتی نه تنز که درشتی ما میفهمم. خب عزیز من گفتم میری خودت گفتی ما 20 دقیقه وقت دارم، حالا 15 دقیقه خودت صحبت کردی، 6 دقیقه دیگه مامان 6 دقیقه دیگه مامان ده کاوش جان من برای بیار عزیز من برای بیار امکان داره که همیجا نیتی خودت خطا شوه، نیتی ما خطا شوه، نه از ما خط نمیشه بگذاریم. خب من هم میگم قرار بیاریم لطفا فارس عزیز، یک چند دقیقه وقتتون هم به نظری طرف هم در نظر بگیرین آقای عزیز. امو را دوباره آورد و یک دقیقه من به اول تو بگی تو از برای روز قیامت تو چی آدم هستی؟ انما عقاب من یحاربون الله و رسوله بخروجهم على نظام الحکم و احکام الشرعی، متوجه شدی؟ در کجا گفت جنگ در برابر حکومت اسلامی؟ و قندولک، اینمی تفسیر است. حالا میبینی که دست پاچه شدی میگی قندولک دوباره؟ صبر. در کجا گفت که در برابر حکومت جنگ کاوش کاوش تفسیر ما است یا تو تفسیر میکنی؟ امیر کو بگدما عزیز ما در این تفسیر اینترنتی که آوردی در کجاش گفته مسئله شد همینجا یک لحظه کاوش یک لحظه عزیز ما ولک دیگه رو نجات نتین دیگه بگذار صحبت مینا صبر دکتر حسیب چرا بر نه مایکل اون کن لطفا مایکل اون کن قاری سی عزیز یک ثانیه وری دوستان عزیز همین لایف یک کمی لرزه داره، اگر لایک بکنین که تا پیش بره. هر کس لایک کنه خدا براش خیر میده. این رقم بگو لایک میکنن بعدش استان. بیار منبع بیار قاری صاحب. خب. بگی منبع دوم بگی خب. منبع اول دادی؟ در کجای منبع اول گفته بود؟ تو منبع خب بفرما منبع دوم. فی ظلال القرآن لسید قطب خب. چی گفته؟ خب. اونجا نوشته است اینم مجزا و لذین و پایین است پایین این آیت است که ما بتونی باوش لطفا مداخلت نکن دیگه چلا و تو میگوی که چیر جنگ روانی خودت کوشش میکنی جنگ روانی نه دیگه ما دارم صحبت بسیار بسیار سعی کن ما اگر همون قدر من برای بیاد دیگه وقت تمام میشه همون قدر باز ما چی هم هستم و رماور هم هستم خب سعی کن تو کیف عربی را خوانده میتونی؟ نه بخواد ترجمه کنیم من به تو آوردی من نیاوردم نه بخوان عربی میخونی نه پیشتر بخونده رشته بدی عزیز من تو میاری من برات بخونم عربی خب گوش کن حالا از مبحث خارج نشده که بخوان بگو در کجا آمده که جنگ در برابر حکومت است و حدود این جنایتی که در این آیت مذکور شده است این آیت مبارکه هی الخروج علی الامام المسلم الذي يحكم بشریعه الله امام مسلم کی است مسلم نیشاپوری بله گفته خارج شدن از اسلام است نه هی الخروج علی الامام نگودی ادامهش را بخوان اثر و الحدود فی هذه الجریمه التي فيها ورد هذا النص یکی از اسباب این آیت هی الخروج علی الامام المسلم الذي يحكم بشریعه الله امام مسلمان ولی امر مسلمین که به حکم شریعت حکم داره و علیش خروج میکنیم خب بله میرم پیش میرم بریم دوباره چند منبع شد گفت این نظریه ای است که خارج شده از امام مسلم نیشاپوری بیارینش ریکورد گرفته راشتین لایفه قاری صاحب ایشان متوجه نشد که خروج علی الله عزیز من خروج گوش کن ما برات بگیم که چی است ما برات میگم پیش از اینکه همین صحنه را ریکورد بگیرین کاوش ما با ایشان امام مسلم خارج یک نفر صحبت کنیم این نظر امام مسلم است در پیرامون این آیت اجازه بدین بیاره یعنی کاوش جان
خروج تو که مسلمان نیستی نظر تو در قرآن قبول کنه و نظر امام مسلم قبول نکنه. من نمیگم قبول نکنید، من ترجمه کردم، درست ترجمه کردی، گفتم بله برین پیش برین دیگه. خروج آقای حسیب مایکت را ببند عزیز من، پیش برو حسیب. دکتر حسیب پلیز جست صبر بدیگه. تایکو چی گفته؟ خب تو اصلا نمیفهمی خواه، مشکل تو پینمیسته، این عربی خانی تو یادگار میمانه. چی گفته؟ هی الخروج علی الامام المسلم. این میگه امام مسلم نیشاپوری. یکان یکان وقت اعتماد به نفس زیادم به انسان محلکه هسته، انسان گنده و رسوا میکنه. خواه من برای گفتم؟ شما گفتم نظر امام مسلمتان را در این باب آیت گفتین میارین بیارین دیگه، حالا چی عربی خانی میکنین برای من؟ یعنی خنده چی داره؟ خنده از کجا شد؟ خنده به حال تو هسته، خنده به سطح رسیدگی هستی که تو خود فکر میکنی عقل کل هستی. خب امین متن را ترجمه کن خودت که چی میگی؟ بفرما ببینم که چی میگی؟ بفرما. تو بیشتر آیت ترجمه داشتی، بخاری را ترجمه داشتی، حالی چی بلازت که را خونده نمیتونی؟ کاوش عزیز من، من قرار نیست منبع شما را بخارم. الو منبع ما به زبان لاتینی و مکسیکی نوشته است و منبع تو را خودت میدونی. عزیز من، من فارسی زبان هستم. برو در متن روایت برو دیگه لطفاً، فرار نکن از این مبحث. میره وقت نمازت میشه باز میری بازیزم آب سرد میزنی. برادران مسلمان، ما اتمام حجت کردم، منبع ما آوردم و این شخص اینقدر دانا و فهمیده است. همین منبع را کاوردی اولش را خواندی، در کجا این منبع گفته که یحاربون الله چی معنا میده؟ به این معنا است که در برابر حکومت اسلامی این نما جزاء الذین یحاربون الله. تو چه رقم آدم هستی؟ خب چی گفته؟ در کجا این گفته که یحاربون الله یعنی جنگ در برابر حکومت اسلامی؟ در کجا گفته؟ این نوع امام مسلم جور کردی و چی بود؟ در کجا گفته عزیز من؟ برادرها را چی میکنی؟ من امروز مخاطب هستم، سوال من را جواب بدید. مگر جنگ در مقابل الله از طرف ملحدین میشه؟ خب اجازه بدین یک لحظه نبند کمرت. در امین روایتی که آوردی، در امین متن آوردی، در امین گوگل بازی که کردی، در کجای امین متن؟ ولی گوگل نیست را ثابت کرده. قاری گوگل نیست، بفرما احترام بکن، تفسیر الکترونیکی است، گوگل نیست. خب خب بیارمون در کجا گفته که مبارزه در برابر حکومت اسلامی یحاربون الله است؟ لا حول ولا قوة. خروج علی الامام مسلم چی معنا داره؟ خروج کردن یعنی که قد علم کردن، انقلاب کردن برای امام مسلم. این محاربه به علی نظام اسلامی است. تو چرا نمیفهمی؟ محاربه در برابر نظام اسلامی و قد علم کردن در برابر امام مسلم، چی داری میگی بزرگوار؟ من میدانم حالی که صبر کنین، شما بخندین، چک چک کنین، خودتون را به زمین و آسمان بزنین. آقا اسلام اندیش یک لحظه مایک رو ببند، حالا من اسلام اندیش این مسئله را بپرسم. اجازه بدی که زیاد صحبت کردی لطفا، فقط یک لحظه. اینه یادم است حالا میری، یک لحظه صبر کن، 20 دقیقه وقت دارو نرزنی و یک متن خونده نمیتونه. مجید سبیتان یک بار امیر راحتش بسازین چپ شما که دوست ما خندید. فارس برجمان کاوش، یک لحظه عزیز من، فقط یک لحظه. فارس به خدا خودت رسوا کردی. یک لحظه، تو کارت همی است، به خدا و قرآن قسم میخوری چون دروغ میگی، خودت رسوا کردی. یک لحظه صبور باش حالا دیگه. با 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 اطراف شما خود مدعی هستین، خود توضیح میدارین، با خودم قضاوت میکنین که کی رسوا شد و کی نشد. به این شکل شما نمیدونم ببندم، نمیدونم طرفداری نکن، خواهش میکنم، یک لحظه صبر باش. من الله صحبت کردین، این ایران شد طرفداری نکن. آقا پلان داره که پایین بندازیمش، پایین نندازینش، یک لحظه سکوت کن لطفا. از تفسیر منبع آوردم و تو میگی که قبول ندارم. عزیز من یک لحظه سکوت کن، منبعت را دیدن دوستان، یک لحظه سکوت میکنی؟ خب آقای اسلام اندیش بیشتر خندیدی، این منبع را که ایشان آوردن حداقل با تو میشه گفتگو کرد چون داره چیغ میزنه طرف. بزرگوار تو این که خندیدی در این روایتی را که از سایت الکترونیکی آورد این دوست ما گوگلی ما در اینجا نوشته هست که از گوگل هم نیاورد. مایک را ببند یک لحظه لطفا. مایک تبند که تفسیر الکترونیکی فی ظلال القرآن الكريم. تفسیر الکترونیکی را آورده. الجريمة التي ورد في هذا النص هي الخروج على الإمام المسلم الذي يحكم بشريعة الله والتجمع في شكل عصابة خارجة على سلطان هذا الإمام.
علیه یک امام مسلمان، علیه یک حاکم مسلم. امام اینجا به معنای حاکم است. علیه یک حاکم مسلم قد علم کردن محاربه به الله و رسول است. حالا گوش کن که من از بخاری برات منبع بیارم که تو دروغ میگی. میدونی که بخاری منبع نیست، نمیاری. تصویر من رو بزرگ کن لطفاً. حالا گوش کن دیگه. دوست من عزیز. من می پاسخ چرا نتم دلیل تمسخر و خنده من نتم برش. اول. نه. اجازه بده که من منبع بیارم بعد منبع. کاوش. اجازه بده بند کن دیگه. 20 دقیقه تصویرت باز بود. نوید لطفاً دیگه مرا تصویر مرا بان که حدیث بخواند تا ولی رضی ما پرن یک ساعت تصویر در اختیارت بود، اجازه بده که طرفم تصویر باشه. این حدیث بخواند بعد از او پیش می رویم. او برادر ترجمه تا یعنی که ما در کمپیوتر کلان بیانم قبول نیست که تو که در اجازه بیاری. دوستان کتاب صحیح بخاری، کتاب صحیح بخاری که اینها میرن به سایت ها مراجعه میکنن چون از بخاری میترسن. میراث کجا آوردی کاوش؟ عزیز من کتاب پی دی اف است. کتاب پی دی اف است. میراث کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ چی سوال؟ خود ساختی؟ برو بازارای ساختی. یک بار دیگه مایکت را ببند که من بخونم لطفا. نه نه نه، کتاب بخاری اصلی را بیار. بدون ترجمه فارسی به کار دارم من. اینا متن عربیش. نه نه نه، چی نوشته؟ اجازه بدید چی نوشته در متن عربی؟ عزیز ارجمند خواهش می‌کنم ما رو کنترل کنیم دیگه. نوید جان اگر اجازه بده، اگر اینا میکتاب ببین یک ثانیه هر نگاه ما را گوش کن. ما که از سایت الکترونیکی بیارم قبول است، اما پی دی افی که خودش در خانه ساخته میاره او رو قبول نه. دیگه خودش ساخته میاره. عزیز جان فارس اجازه بدین حدیث بخونه. دمی لایف خودتان میفهمین، آقای کفرکش میفهمین. آلی نه نه، یک دقیقه حجاب نمیتا بزرگواران شما را باید باید پایین فرستاده شود. کوشش میکنه که پایینش بفرستید. فارس محترم یک ثانیه حرف ما بشنو. من پایین میروم کو ولیکن بعدن با جانت میام کاوش جان عزیز. و خطا نشو فارس عزیز. فارس عزیز حدودن اجازه نمیدن بخاری را باز کنیم. مایک همه چیز در اختیار شما بود، توضیح میدادین، کس حرفم نمیزد. حالا اجازه بدین که این دوست ما سوال ما چنین است. نوید جان سوال ما چنین، یک سوال ما را جواب بده، من خاموش میکنم مایک. ما که از سایت الکترونیکی یا از اپلیکیشن بیارم قبول نیست، اما این جنابه که کدوم پی دی اف خود ساخته را بیاره خود ساخته قبول است. اردوش قائل بله تو مرا گوگلی گفتی، ما چی میدونم که پی دی اف از کجا جور کرده. اجازه بدین عزیزان بزرگواران. خب اجازه بدید دیگه لطفا بس کو دیگه تو پیش برویم. ببخشید بفرمایید. ببینین عزیزان کتاب صحیح بخاری از جلد اسم من یک لحظه دیگه کتاب صحیح بخاری از جلد 1 جلد 2 جلد 3 جلد 4 جلد 5 جلد 6 جلد 7 با ترجمه فارسی نزد ما هست. باز میکنیم جلد 5 کتاب صحیح بخاری را همه با هم میگیره شما ترجمه کردین. خب حالا این شد ترجمه ما. یاد بدین که ما صحیح بخاری را باز کنم برای شما عزیزان. دوستان عزیز صحیح بخاری امام ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری با ترجمه فارسی جلد 5 چه کسی؟ نور احراری ترجمه کرده این کتاب را. اینم ببینین دوستان عزیز تمام داشته های این کتاب احادیث اهل سنت قرن 3 قمری، مؤلف، مترجم و فلان بهمان، همه داشته های این کتاب ساختگی ما نیست، خودشان ترجمه کردن. حالا شرمیدن دیگه. میریم به صفحه 141 این کتاب. آقای کاوش یک ثانیه. دوستان عزیز سفر لایک بکنین، ای تو لرزه میکنم و میگم بسته نشه. بفرمایید. میریم به صفحه 140 در امین باب چی داریم ما؟ باب انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. بین دوستان عزیز باب پنجم در اون متن عربی باب پنجم اون کتابی را خودشان تمنا دارن، فارسی را به اینا نشان نمیتیم چون از فارسی میترسن. باب پنجم باب انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ما گفتم يحاربون الله چی معنا میده؟ گفت جنگ در برابر حکومت اسلامی معنا میده. حالا میریم که امامشان بخاری در این باب چی گفته؟ آیا این آقا دروغ میگه یا راست میگه؟ برای ما این مهم است. ببینید عزیزان در قسمت تشریح واژه ها اینجا گفته که
المحاربتو للهی الکفر بهی، محاربه در برابر الله کفر ورزیدن به خدا هست، کفر ورزیدن به الله هست. میبینید خودشان را به آب و آتش میزنن که از صحیح بخاری فرار کنند، در حالی که کتاب صحیح بخاری متن فارسی برای دوستان فارسی زبان ما. ببینید دوستان عزیز چی گفته؟ مراد کفر ورزیدن، اجازه بدین، جنگیدن با خدا، مراد کفر ورزیدن به خداست. یعنی همین که به خدا اینا کافر شدن، شما محارب میشین و شما را جواز داره که همین آقا شمشیر بگیره گردنتان را ببره، از موهایتان بگیره، در کوچه با سر بریدهتان بگرده. اجازه بده اینا خدا اومد دروغ گفتی یعنی چی؟ یک دقیقه حالا من اجازه بده یک صحبت کردی دیگه نگذاری کسیم دروغ علی اسلام ببره. اجازه بده حالا دوستان عزیز ما در اول صحبت گفتم دروغ دارم کشته میشوه کشته میشوه ولی از قانون عدالت نگیر کسی میکشنه فارس عزیز کدام قسمت دروغ گفتن؟ همین که از شمشیر بگی گردنش بزن، ما قضاوت داریم، ما محکمه داریم، ما دادگاه داریم، این نیست که وحشت هر کس هر کس بکشه. حالا سوال اینجاست آقای قاری، این متن در صحیح بخاری نیامده؟ بله شرح هست، مانندی که تفسیر گفتی شرح هست، هم شرح هست. چی معنا میتن؟ این را بخون ترجمه کو. چی معنا نیست؟ یکی از معانی است، تو قدر نمیفهمی یا تو معانی دیگر چرا در صحیح بخاری نیامده؟ کاوش جان سطح سوادی تو قدر بلند نیست که تو معنا و یکی از معنا تبعیض یا کلی را بفهمی، بله یکی از معانیش امین است و در روایاتی که ما و در روایاتی که استدلال کردم آنا کسانی بودن هم مرتد شدن و هم کشتن. پس المهار بطو للهی الکفر بهی. جان من ولا ابن کثیر ببین میگه همینو میگه، ابن کثیر هم همین میگه، وحی صادقه علی الکفر، کسی که در کفر خودش صادق باشه. بله کسی که اقرار کنه من کافر هستم، من اقرار میکنم کافر هستم، باید مرا بکشی. من گفتم که حالی من گفتم که مثلا ارتداد چی نیست، ارتداد من این کار کردم مثلا پس خودت بند میکنی، یعنی در دین شما، شما که ادعا داری که تروریست نیستید، اگر من پاوش از دین برمیگردم شما نقطه جواب بده. سوالم اینجاست در دین شما از معانی را معنای کلی قرار میدی و من برات گفتم که قتل از ارتداد از فساد فی الارض از راهزنی. بله 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 این المحاربت لله. ببینین عزیزان این مسئله فساد فی الارض در آیت آمده، اینا که مالکش هستن، مالکشیشان در کجا هستن؟ عزیزم کمرت باز بود، من سکوت اختیار کرده بودم. ببینین عزیزان انما گوش کن یک لحظه خالی بگیرین مسائل را نه تو دم یاد نمیتی، تو کی از دم یاد میتی؟ خب پس اجازه بده که به دوستان بخونم، مایک تر ببن. همین آیت 33 تفسیری که در تفاصیل حالا اجازه بده که بخونم دیگه امین رما به ملت. مرتد و رهزن و قاتل و سارق همه شما آمدن. من همه اشته برای توضیح میتونم اجازه بده عزیز. درست است، وقتی که همه شما آمده تو چرا فقط مرتد یا کافر را میگیری؟ بگو. خب من توضیح بدم اجازه میتی یا نمیتی؟ نه سوال مرا جواب بده عزیز من، دیگه بیا شلیتگری نکنیم، اجازه بده که پاسخ بدم. در یک آیتی که چندین معانی آمده یک معنا را مشخصا چرا میگی؟ خب اجازه بده که اینا را من بیارم بخونم. والا اینا توهین کرده رئیس با قاری صاحب رضوانی، شما سکوت هستین. قاری صاحب رضوانی یک گپ گفت دفعتن مایک باز کردن که رعایت کنین، چرا شما به ناعدالت ای شلیته گفته رئیس با قاری صاحب؟ من نگفتم شما شلیته هستین، گفتم بیا شلیته بازی نکنیم. خود من دارم میگم خواهش کردم پیشتر شما را قندوله گفت شما از خاطر از اینکه باش بدید عزیز من شلیته مگر توهینه به کسی که زبان باز میکنه در جایی که باید زبان باز نکنه. شما نازک بدن هستین، شما مو کسایی نیستی که گردن مرتد را میبرید. شرم است که برای واجه شرم باشه بازم از صحیح بخاری فرار میگونیم. قاری برجمن آقای کاوش شلیترم نگو نوید جان، وقتی ما خلاص شده ما بچه های مجلس کل میارم گپی مرا گوش کن. اگر شما ادامه میدین انشالله نیم ساعت بعد ما دوباره حاضر میشم. فقط یک گفتنی دارم نوید جان، یک ذره عادل باش. ما او را یک قندولک و مذاق گفتم، او مرا شلیته میگه، این مشکل نداره. شلیته توهین نیست به کسی که زبان درازی میکنه. ما کس اگر شما نادرست بود بعضی هستن که کار شما نادرست بود بعضی هستن نفری هاشن تصدیب می داشته باشه احترام بگذاره لطفا.
خب من میروم ما بچهای ما از اسکول میگیم ان شاء الله خوش بریم خوش بریم. فقط یه گپ دیگه آخری دکتر صدات من میرم بگم با شما ادامه بدیم. کاوش سعی کن در آیه 33 المائده جزایی که وارد شده برای مرتد، برای قاتل، برای سارق، برای محارب، جزاهای متفاوت آمده. جزاهای متفاوت آمده. ای آفرین، صد آفرین، قبول کردی که جواب متفاوت. خب من برای دیات بتم که تو نمیخوای گوش کنی. تشکر خدا. یو قتلو، یو صلبو، سقط ایدیهم و ارجلهم، اینا تمام جزای متفاوت هستند. برای مرتد قتل آمده عزیز من. آقای کاوش ببین ما شما سوال پرسیدم شما یک لحظه صبور باش که بعد شو ایشان صحبت کرده معرفم را بگویم لطفا. رفتن ایشان 20 دقیقه کمره ایشان باز بود صحبت میکردن جان برادر. ببینین بزرگواران دوستان نازنین، این آیت 33 سوره مائده برای چند جزا چند تا حکم صادر کرده قرار گفته دوستان مسلمان ما. بله اینجا یقتلو آمده یعنی به شدت کشتن، یسلبو آمده به دار آویختن یا به صلیب کشاندن، بریدن دست پا برخلاف جهت، اینها جزاهای متفاوت هستند برای چیزی را که اینا دیگه از لحاظ یک لحظه اگر قرار باشه که امین مسئله یقتلو منظورش از شدید علی من یقتلو نیست یقتلو هست زبردو. چرا با اوصلبو یا مثلا تو باز میگی که باز به صلیبم کشن صلبو نیست یسلبو هست یک لحظه یک نفر مثلا علی من تو آیت قرآن خوانده نمیتونی هست قوی ترین مجازات که برای یک نفر در نظر میگیره اقتدو با چی نیاز است که برش بگه که او را باز به صلیبم بکش در واقع نه متوجه نشدی. حالا این ازی بگذر سوالی که ازت پرسیدم متوجه نشدی نمیگذرم عزیز من. در مورد همین آیت ببین چی فرق داره، چطور صحت و ثقه می موضوع را عزیز من قتلو و صلبو نداریم ما در این آیت. متن قرآن را میتونی بخونی؟ ما شما پرسیدم گفتم شما چطور صحت و ثقه یک موضوع را میتونید بررسی کنین و تایید کنین. اجازه بدین دیگه شما قرآن بازم میخواین فرار کنین دیگه. دوستان کسایی که در لیست سیای ما قرار دارن دو نفر آقای امید تا وقتی که ما هستم اونا را بالا نیارین لطفا. شما میدونین چه کسایی در لیست سیای ما قرار دارن. اوشان خیلی کوچیک دارم برای شما. آقای صدات عزیز من واقعا خیلی دارم ایشان بسیار اجازه بدهید من یک جلسه با ایشان در مورد اشتباهات قرآن با هم بحث بکنیم. همین رو میخواستم. بله هیوا جان ما از مدیر عزیز فقای فطرت یک لحظه مدیر صاحب عزیز میشم ما یکتر باز کنی عزیز برادر. بله ایشان در مورد همین آیت آقای سادات صحبت میکنن. شما برادرانه از ایشان تقاضا کنین که همین آیت را یک بار بخونن لطفا. دکتر سیب سادات رحمت الله عزیز یک نظر لطفا کاوش گوش کن لطفا عزیز من ما با شما مخاطب نیستم. شما ببین شما سوال پرسیدم خب این سوال ما هم جواب دادم قاری صاحب هم جواب داد. نه شما لطفاً بخونین امیر لطفاً خواهش میکنم بخونین امیر منعقد کردن پیمان با اهل کتاب و مشرکین بود. نه جان دلم میشه شما که عربی گفتین من نمیدونم. حالا شما سوالی که معصو چرا سوال جان برادر بیاین یک کار میکنیم. شما از خواندن قرآن میترسین؟ نه ببین کاوش ببین ما تو یک معادله انجام دادیم. معادله چی بود؟ یک سوال تو پرسی یک سوال ما سوال تو جواب دادم. حالا تو که قبول نمیکنی نکو سوالی که مزید جان دلم شما چهار نفر مسلمان ما به سوالاتتان جواب دادم لطفاً امین آیت را یک بار بخونین. تقاضای بسیار کوچک جناب مدیر صاحب بود بخونین امین آیت را. درس بیاسیبی ارجمند آیت قرآن کریم را بخونین اگر بفرمایید جانم باز کنید بخونید همین آیت. خب ای ایشان پیشتر روایت من میگم میگه عربی نخوان آل قرآن هم خب نه عزیزم امیر بخون یک بار چون پیشتر گفتی که ای عربی دوست داره یا نداره. اگر دوست داره نه عزیز من دوست دارم زبان عربی یکی از زبان های مورد علاقه من. شما چی چیزی را صحت و ثقه خب این چطور صحت و ثقه هم یک موضوع شما میتونید بررسی کنید. میایم همین آیت را یک بار بخونید لطفاً. این موضوع سوال من در این مورد است. خب اینجا گفتن جان دلم از شما خواهش میکنم برای بار آخر همین آیت را یک بار بخونید. من شما سوال پرسیدم. حالا خب میفهمی جواب سوال نداری یعنی میخوای که به اندازی وقت خود را بگذرانی سوال ازت کردم. چطور یک نه بگو که نمیخوانم. بگو که نمیخوانم من دیگه میگذرم. نمیخونی؟ من شما سوال پرسیدم. نه آیت را میخونی نمیخونی عزیز من خودت نمیخونم خودت اعتراض میکنی نه با مدیر بخون مدیر تقاضا میکنه بخون مدیر صاحب تو از همین تقاضا بخون
یک لحظه تو یک من نف... اعتراض میکنم بر یک مسئله، اون مسئله رو باید خودت ما خودم با بخونم اعتراض میکنم. حالا میره بخونم از بین از این شعبه ایجاد کنم فرق بین ما و تو چی شد؟ نه تو عزیز من، تو فقط امیر یک بار بخون که اومدی بالای واژه هاش صحبت کردی. چرا از سوال فرار میکنی؟ تشکر آقای فدرات روق بت نشون میکنه میخوام گفتگو کنم. آقای کاوش عزیز خودت یعنی 5-6 ساعت از گپ میزنی، اگر مرا یک دقیقه اجازه بدی قدم از آقای رحمت مقصد اگر اجازه تان باشه ما از آقای رحمت یک 2-3 دقیقه قدش یک سوال دارم ازش میکنم. آقای رحمت فعلا مایکشون بسته شد خداجو عزیز، اتمن در لابالای برنامه چون ما و خودت و دوستا هر شب هستیم، شاید آقای کاوش و آقای رحمت و اسلام اندشی عزیزان دراکر سب بیشتر اوقات پیدا نوید جان عزیز. ما که دیدم آقای کاوش 5-6 ساعت از گپ میزنه یک دو دقیقه گلندرد نشوه. مایک ما باز است. اولی که اجازه بدین، اولی که اجازه بدین که خوشم اومد خدا بده نمیدونم دوستان مسلمان فوات هستن صحبت کنند. بعد ما هستیم، بعد خودت هستی دیگه جناب آقای رحمت الله فطرت. به استاد عزیز گرامی ما خوش اومدین، بفرمایید مایک در اختیارتون است. خوش باشین. اول در رابطه با بحثی که در اینجا در مورد موضوعی که شما اینجا مطرح کردین، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، اول باید موضوع را خلط نکنین. موضوع را باید اگر میخواین که یک موضوع را به این سرش انتقاد بکنین یا نقد میخواین بکنین و یا هم به اصطلاح با باور خودتان میخواین در مورد او صحبت داشته باشین، تلبیس نکنین. تلبیس یعنی در حقیقت خلط کردن یک موضوع است. من میدونم اکثر مسلمان هایی که مسلمان هستن ولی توانایی خواندن قرآن یا توانایی هضم مطالب قرآن را ندارن و ای آقا می آید در اینجا شبهه پراگنی میکنه به نام کاوش است، به نام هر چیزی که هست. در شبهه پراگنیش میام موضوع را خلط میکنه. موضوع خلط در مورد کی هست؟ اجازه‌ای را که قرآن کریم برای زی انسان داده یا برای انسان هایی که محاربه با الله و رسول میکنن و یسعون فی الارض فسادا، در روح زمین فساد میکنن. باید این موضوع را باید ما متوجه باشیم که کی کسان مثلا در روح زمین فساد میکنن. پس زمانی که شما به اصطلاح به باور خودتان مخالف همچو جزای برای مفسد فی الارض هستین، یک آدمی که در روح زمین فساد میکنه، پس چه جزایی را شما برای اون مناسب میپندارین؟ این جزایی که در قرآن آمده کلمه او به معنای تردید نیست، به معنای اختیار هست که این جزا یا این جزا یا این جزا، هر جزایی را که اول الامر در یک کشور اسلامی مناسب برای تطبیق او جزا میبینه، او صلاحیت داره که یکی از اینها را انتخاب بکنه. برای یک انسانی که در روی زمین میخواهد دست به فساد بزنه و فساد را بیایه انتشار بده، برای همچو انسان شما چی جزایی را پیش بینی میکنین؟ آیا بر از او اجازه داده شوه که فساد بکنه یا دستی از او از فساد گرفته شوه، بر از او یک جزا داده شوه تا یکی بر دیگران عبرت شوه؟ پس تلبیس نکنین موضوع را. موضوع را در واقع از حقیقت و ماهیت اصلیش کتمانگری نکنین، بیاین واقعیت را بیان بکنین. اگر میخواهین که واقعیت را بیان بکنین، هر اعتراض که دارین ما آماده هستم، ولی ای که حرفا یا صحبت‌های در حقیقت بدون علمی، صحبت‌های بدور از موازنه علمی، بدون از در نظر داشته فصاحت بلاغت و محتوای از او، این به معنای عزیز است که حرف‌های طفلانه هست و باز او چی هم نداره، معنا هم نداره. نصیحت را بگذارید لطفاً، معذرت ما را بپذیرید، نصیحت نکنید. اجازه است مدیر صاحب بزرگوار؟ خواهش می‌کنم بفرمایید. جان دل من، در اینجا در این آیت شما بالای فساد تنها دارین نقطه انگشتتان را گذاشتین و فشار میدین. اونجا که یحاربون الله و رسوله آمده را فراموشش کردین. مشکل ما با این آیت در کجا هست؟ چرا؟ چون این آیت با کسی که دین را ترک میکنه حکم شرعیش داده که باید کشته شود. این آیت جزای مرتد هست. در اون قسمت ایو قتلوی که میگه او را به خاطر فسادکار نیاورده. در این آیت چند تا جرم هست؟ ببینین عزیز من، آقای کاوش بسیار متاسف هستم، معرفتان را شنیدم، بگو شما چرا گوش شنوا نداری؟ چی کار هستی؟ چی کامون هست شما مداخله میکنی؟ جزای مرتد نیست، جزای مرتد نیست، چرا دلیلش را؟ جزای مرتد نیست،
جان دلم دلیل خودت میگه حیث یک جوانی که میگه که من علاقه من دیدم عزیزم 5 دقیقه صحبت کردی شنیدم حالا باز صحبت میکنی بشنوام من برات واضح میگم جزای مرتد نیست چرا دروش کن ولی یک لحظه که من برات واقعیت را بگو بیا واقعیت را بگو نه شما دیگه فکر نکنید شما بگو رسول و یسعون فی الارض فسادا مدیرم خاموش نمیکنه چی تو را صحبت کردی صحبت کردی صحبت کردی اون دیگه متعلق به چیست ارجمند استاد ارجمند استاد ارجمند ما شما صحبت کردین حرفای شما را شنید اجازه بدین صحبت بکنن بعد شما اعتراضتان را بفرمایین در ادامه اینها گویا در دین خود من بدل دینه فقتلوه را ندارن اینها و این اندازه از جزای مرتد فرار میکنن عزیز من در همین صحیح بخاری من بدل دینه را ندارین شما مگر فقتلو بکشین کسایی را که دین خود را بدل میکنن حالا اینجا چرا میترسین از این مسئله اگر این روایت نباشه اون روایت که از دیگه حالا اجازه بدین که من روی همین روایت با شما روی همین آیت با شما صحبت کنم بزرگوار در این روایت یک تا شأن نزول داره شأن نزولش رو من از یاد براتون میگم شما میتونید در ادامه روایت شماره 4610 صحیح بخاری در صفحه 140 با ترجمه فارسی همون روایتش کافی است در روایت چنین ذکر شده است من خلاصه متن روایت را برایتون میگم این آیت را هم تطبیق میکنم اما احکامی که در آیت آمده افرادی میآیند نزد محمد پیامبر اسلام و میگویند ما مسلمان شدیم مسلمان میشن گویا یعنی چی کار میکنن دروغ میگن مسلمان نشدن خب میگن آب و هوای مدینه در جان سر ما بد خورده چیکار کنیم ما چیکار کنیم پیامبر اسلام چون اینها دیگر مسلمان شدن برادر اسلامی پیامبر اسلام شدن برای اینها توصیه میکنه که برین در اونجا چراگاه هست در اون چراگاه شیر شتر و شاه شتر را یکجا کنین نوش جان کنین خب نوش جان این امت باد من کاری ندارم به این مسئله بعد از مسئله شیر و شاه شتر که اینا نوش جان میکنن خوب میشن میرن صاحبای شتر را میکشن قتل کردن فساد کردن عزیز من خب بعد محمد چی کار میکنه پیامبر مسلمانان دنبال از اینها افراد را میفرسته میگه بیارینشان اینها را وقتی میارن سیخ ها را داغ میکنه در چشم هایشان فرو میکنه دست و پایشان را قطع میکنه بر روی ریگزارها میگذاره که اینها از خون ریزی زیاد بمیرن این شأن نزول آیت 33 سوره مائده هست چرا ما جزای مرتد را میگم ببینید دوستان عزیز انما قطعا جزاء الذين جزای کسانی که یحاربون الله محاربه میکنن با خدا یعنی چی محاربه با خدا را صحیح بخاری برای ما باز کرده بود المحاربه لله کفر بهی الکفر بهی کسی که محاربه در برابر خدا میکنه به امین منظور است که به خدا کفر میورزه یعنی محاربه کردن در برابر زیاد گوش کردیم و چندین بار تکرار عزیز من تو سکوت کن که طرف روایتی که مسلمان حالا اجازه نمیدن کلام منعقد شوه چون میترسن از این مسئله اینو میخوای منعقد بگی دفعه پنجم است تکرار میکنی عزیز من تو اصلا اینجا چی میکنی پایین برو لایک کو جان دلم شما باید تو را ببین دوستان عزیز داستانی که در صحیح بخاری ما ببندم آقای مدیریشان کی هستن وارد تو گفتم ما که نشسته هستیم خاموش گوش داره چرنگیات من تو باید نشسته باشی فیزیک را تو باید پایین باشی لایک کنی برنامه را دوستان عزیز این کسانی بودن که یکی دیگه خاموش این پنج نفر مسلمان یکیش نه یکیش مداخله میکنه آقای ادمین کجا بس شده آیت بکن دوست عزیز ما کفر کش دوست عزیز ما کفر کش یک دفعه اجازه بده که ما پاسخ بدم حدیث تازه بدم شروع با آیت بدم درست است راضی هستین برادر رحمت الله کش ارجمن امی پیر ما و شما بزرگوار ما و شما آقای استاد رحمت الله فطرت در بالا حضور دارن جذب کنم و دوست ما قصات بلمسر شدن امیره میخواستم بگم در اسلام یک اصل است و هیچ کس نمیتونه از هیچشون بگم ما امیره میخوام ما ایره جواب میتونم یک دقیقه برای ما اجازه بدین ما ایره جوابش میتونم یک دقیقه برای ما اجازه بدین شما آقای کاووش تو زمانه که من حیث یک جوان میایی ما حرف تمام نشد اجازه بدین اجازه بدین ما تا هنوز تا تقریبا 5 دقیقه 6 دقیقه است پای صحبت تو شدیم و صحبتای تو را گوش کردیم دیگه نیاز بر از این نیست که ما توضیح بدیم که حالا بحث چی است یا چی می‌خوای تو در این مورد مطلب گرفته شد مطلب دانسته شد من پیشتر اولین باره که برای شرط گذاشتم گفتم من حیثیت جوان تلبیس باید نکنی تلبیس کار شیطان هست تلبیس کاری که انسان نیست
پس بیا تو زمانی که شأن نزول همین آیت را داستان را که روایت کردی در مورد کشتن انسان‌هایی که آمدن بغاوت کردن، فساد کردن، جزای زور باید ما چه تعیین بکنیم؟ با قطع نظر از این که مثلا تو مسلمان نیستی قرآن را کنار میگذاریم، ما از تلاوت قرآن نمیشرمیم، افتخار میکنیم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا. اول تو قرآن درست نمیدونی، دوم اصول عربی را نمیدونی و بعد میایی انتقاد میکنی. مثل از این که یک آدم بیایه ما رشته ما سانس نیست، رشته ما کیمیا نیست، بیولوژی نیست، ما برون در یک جا انتقاد بکنم بالای یک ساینسدان که تو چرا مثلا امو چیزی ساینسی را تو ایتور کردی، یا این مؤلفه ازی درست نیست، یا یک موضوع کیمیایی را مثلاش انتقاد بکنم. اول از این که تو بیچاره سواد درست خواندن از عربی را نداری، نمیدونی که یعنی قرآن چی میگه، و فهم عربی بالاتر از درک تو هست، فهم قرآن بالاتر از درک تو هست، تو منطق بحث را در قرآن نمیدونی که قرآن چی میگه. تو میگی در اینجا تلبیس میکنی، تو میگی که جزای مرتد، در آیت جزای مرتد نیست، در آیت جزای کسی هست که جزای بالمثل هست، جنایت و فساد را که انسان ها از قبیله بنی عرینه آمدن در برابر مسلمان ها انجام دادن، تلبیس کردن، دروغ گفتن، قرآن کریم جزای ازور تعیین میکنه. اول خلط نکن. درست است که جزای مرتد بعد از استتابه در اسلام قتل هست، ولی قبل از استتابه قتل نیست. اما ای که چرا جزای مرتد هست، اگر تو در یک موضوع مشخص میخوای صحبت بکنی، تلبیس نکن که ما آماده هستم که پاسخت را بدم. اگر واقعا بحث میکنی، این آیت را کی گفته که این جزای مرتد هست؟ هیچ مفسری، هیچ محدثی اگر در یک جای گفته که این جزای مرتد هست. برای بار دهم از شما مسلمان امروز دارم پرسان میکنم، یحاربون الله یعنی چی؟ تو محاربی الله را نمیدونی به معنی چی؟ شما بگوین، شما گفتین من بی سواد هستم دیگه. نه، حالا من از این پرسان بکنم که تو از من استفسار میکنی، مناظره، که من برای جوابت بودم. عزیزم من سوال کردم، ملت میخواین بشنون، این 150-750 نفر ملت میخواین بشنون. بله. یحاربون الله یعنی چی؟ محاربت در اینجا به معنای مخالفه با الله و رسول هست. در صحیح بخاری چی آمده محاربه در برابر الله یعنی چی؟ محاربه در صحیح بخاری چی آمده؟ کفر ورزیدن به الله؟ بله، محاربه در برابر الله. بله، محاربه با معنی کفرم هست. محاربه جوانی عزیز، ما در مورد محاربه با الله و رسول برات گفتم نیاز نیست که تو برام مثال بیاری و بخاری را باز بکنی. صحیح است که محاربه به معنای کفرم هست، محاربه به معنای دشمنی هم هست. ببین اجازه بدید، نه اینجا چی گفت؟ زمانی که خدا کافر میشه جزایش چی است؟ اجازه بدید برام، اجازه بدید برام. صحیح بخاری منکر هستن عزیزا، ما اگر نیستیم لجاجت نکنیم. اجازه بدیم برای ما پاسخ خطره بتون، برای تو بفرمایم، ما پاسخ خطره بتون، اکسای تتوت برای ما نشان ندی که ما پاسخ خطره بتون برای تو. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، جزای کسانه که محاربه با الله میکنن، دشمنی با الله میکنن. خودت حالا در محاربه با الله و رسول قرار داری، اول حکم اسلام در برابر خودت استتابه هست. وقت استتابه را قبول نکردی، توبه نکردی، آنگاه است که در برابر تو و امثال تو بانه انسان مرتد حکم اسلام قتل است در سرزمین اسلامی. اگر تمام شد دیگه چرا ولی تو میایی خلط میکنی، تلبیس میکنی اینجا؟ ببین تمام شد تلبیس نکن. جزایی که در این آیه کریمه آمده است، ببین جزایی که در این آیه کریمه آمده است، سلب و قطع و تبدیعی مسائل متعلق به مرتد نیست. این مسائلی که در این آیه هست، و یسعون فی الارض فسادا، حکمش خاص است. کسانی که فساد میکنن، به هر نوعی که فساد در برابر مسلمان میکنن، جزای بالمثل قرآن برش تعیین کرده. تو را اینجا میگی جزای یک جنایتکار را نقد میکنم یا جزای مرتد تو رحمت الله فطرت. ببینین بزرگوار،
من که دینتان را نقد میکنم، آیا کفر امین دینت امین نقد دین شما محاربه در برابر اللهتان هست یا نیست؟ بلی. جزای ما قتل هست یا نیست؟ جزای تو قتل است ولی اول استتابه است. اول جزای تو استتابه هست. اول جزای تو استتابه هست. عزیز من اون مسئله مرتض فدری پس کجا میره؟ اجازه بدید برام جواب تو بتم. اول جزای تو داری قتل نیست که یک نفر بخیزه تو را بکشه. اول محکمه اسلامی تو را میگیره، توبه میکنه از پیشت، استتابه میکنه از پیشت. زمانی که تو توبه نکردی، زمانی که از عمل زشت تو منصرف نشدی و باز هم در سر خر جهالتت به اسلام. عزیز من، ما مرتد فطری داریم، مرتد ملی داریم، چرا به مردم راست را نمیگی؟ این تقسیم را کی کرده؟ عزیز من، حکم فقهی شما هست. در کجاست؟ نه نداریم مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری در کجاست؟ نداریم گفتم. آیا محترم مرتد فطری ما مرتد فطری نداریم. مرتد فطری را تقسیم کدام آدمی به سواد کرده؟ خب حالا کسی که توبه نکنه فرض میکنیم این فطری، ما فقط خواستم که دوستان بشنون که شما منکر آقای تیوی بزرگوار شما سکوت اختیار کنین لطفا، ما با استادتان حرف میزنم. خب از کجا بدونیم که همین چیزی که شما عزیز من شما سکوت اختیار کنین، نوبت شما نیست. ولی من بیارید برای حرفتون بهتر میشه. شما سکوت اختیار کنین، شما حکم فقهی دارین در این موارد. دروغ نگو. من چرا تو یک لحظه صبر باش. خب فکر کردی، تو فکر کردی یک چهار تا 20 وات مسئله خودت را بازی میتی، فریب میتی، تلبیس نکو. تلبیس کار شیطان است. حالا پس شما اجازه بدین در فکر نداریم. این تقسیم را تو از کجا؟ عزیز من قربان اون ریش سفیدتان شوم. درست است که ریش سفید است، نصیحت نکنین لطفا. تو خب بزرگ ما خود ریش سفید نیست و ما نصیحت برات میکنم. سوال پایه این النصیحه لله و لرسوله و لعامه. سوال پایه ما حق ماست که نصیحت بکنم. مخاطب در دین شما ما از دینتان خارج میشم. ببین بزرگ تو تلبیس میکنی، تو دروغ میگی، تو افترا میکنی. بزرگ ما از دینتان خارج میشم. شاید قبول بکنن که عزیز من یک لحظه سکوت اختیار کن، نصیحت نکو دیگه ملت را. گوش کن، من سوال میکنم تو زبانی که خارج میشم. تو اجازه بدی برام بزرگوار ما سوال کردی زمانی که همین سوال را گوش کنی یک بار نمیتی. آقای کاوش یک دقیقه برای من اجازه میتی نمیتی. تو در این بفرما یک دقیقه مکمل بس سکوت اختیار میکنم. تو این اجازه بدی برام، تو نقشه نکش برام اگر اجازه میتی. اگر بحث میکنی، اگر بحث نمیکنی خب باز مربوط به خودت است. تو دقیقه همین آقا صحبت کنم، ما یک ببندم. بفرمایید من صحبت نمیکنم، فقط از خودت پرسان میکنم که تو همین مرتد فطری و مرتد ملی را که نسبت به فقه میتی در کجا آمده؟ چرا دروغ میگی؟ تو باید در اینجا اعتراف بکنه که من یک انسان کاذب هستم و بعد من پیش میرم به امرای تو. تو باید در این موضوع اعتراف بکنه که جزایی که در این آیه کریمه آمده مربوط به کی نیست، مربوط به مرتد نیست، او مربوط به کسی است که جزای بالمثل هست. تو بیا یک بار از دروغت اعتراف بکنه که من دروغ میگم، من تلبیس میکنم که باز من امرای تو پیش برم. لطفا مایی که تباس کن. ما دو دقیقه را چی میکنی؟ برای ما پاسخ بده، برای ما پاسخ بده که تو در این موضوع، در این مسئله تو دوچار توهم شدی، اشتباه میکنی، دروغ میگی که من همراه تو پیش برم بحث را ادامه بدم. در غیر از اون بحث کردن همراه تو چی فایده داره؟ آقای کاوش عزیز، آیشان مایک تونه باز کرده پاسخ بپردازن. قرآن مسئله مرتد یا مسئله ارتداد در اسلام در فقهای اینها و در روایات اهل سنت و در احکام فقهی شیعیان مرتد به دو نوع هست، مرتد فطری و مرتد ملی. اینها میگن ما نداریم چون این چیزی را. حالا هر کسی که در کجاست، در کدام فقه است، در کدام ما وقت داریم که تو صحبت کنی دیگه. تو لطفا برای من رفرنس بده که در کجاست، منبع بگو که در این کتاب است. مثل که در اونجا آمدی جزای محارب را، جزای فساد فلس را با ممارد تو تلبیس کردی. آقای فطرت عزیز نکن. آقای فطرت عزیز، حالا اجازه میتین کمی رفرانس خود را بیاره یا نه؟ یا کمی دهن باز کن، دهن باز بکن. خب یک لحظه بفرما. یک لحظه خاموش باشین، دهن باز نکن. بفرما رفرنس بیار. خب یک لحظه صبر کنین. مایکتان را ببندین عزیز من اگر برایتان زحمت نمیشه.
ببینید عزیزان، من در اینجا مایک خود بسته در صورت مایک خود بسته میکنم که آقا آماده برزی شود که برزی یا رفرنس بیاره، منبع بیاره و یا هم اعتراف بکنه که من دروغ گفتم. خب حرفتان را تمام کنین، مایکتان را ببندین. آقای کاوش بفرمایید، مایک استاد عزیز ما بسته شد. تشکر. ببینید عزیزان، حالا ما از عزیزان ما خواهش میکنم از بزرگواران که یک بار چیکار کنن. خب امروز امکاناتی که در اختیار ما هست از امین لایو را بشنون، امین لحظه یک بار برن بنویسن مرتد فطری و مرتد ملی چی تعاریفی داره، برن بنویسن امین منبع را. در امین در نخستین مسئله که در بالا میای نوشته است مرتد ملی و مرتد فطری، تعریفش را خاطر اینکه بحث پیش بره. ببین مرتد ملی و مرتد فطری مربوط به فقه شیعه است، اما در اهل تصانین هیچ فرقی نداره. منبع دلدینه فقط رو باید بکشیدش. من دارم همین مسئله را میگم عزیزان. مسئله مرتد فطری و مرتد ملی در کتب فقهی شیعیان امان فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت جلد یک صفحه 366 آمده که اینها چی دارن؟ مرتد فطری و مرتد ملی دارن. حالا برای ما مهم نیست، اینها میگن ما به مرتد وقت میتیم که توبه کنه، وقت به توبه برش میتیم که خب مثلا بیای دوباره برگرده. من کاوشی که دین اینها را ترک کردم با دلایلی که اینها جواب نمیدن، از کتابهای خودشان فرار میکنن، برای ما مثلا دستگیر میشن، برای ما وقت میتن که تو بیا مسلمان شو دوباره. خب میگه باید بیا توبه کنه مسلمان شود. حالا ما از اینها ادعایی را که کردن گفتن ما اجازه میدیم دنبال سفته نرو آقای کاوش. عزیز من اجازه بده که من صحبت کنم، تو خیلی تکلیف با ما نکو دیگه. خود کردی تقسیم کنی صحبت کردی صحبت حالا صحبت از چه دارم از خودت دل سوی قرار دارستن که برای ما منبعی بیار منبعیش را بگو. حالا تو میره دنبال جان برادر، من برای شما گفتم که چی هستی و چی نیستی. اگر بس بری میشه بگذار تو اصول بس را رعایت بکن. اگر زمان که اصول بس را رعایت نمی کنی نیاز نیست که امرای تو در اینجا بس شوه. کسایی که در اینجا بیننده هستن قضاوت میکنن تو چی میگی؟ من از خودت منبع پرسیدم تو تقسیم میکنی بس کلام منعقد شد. من تو صحبت کن، من تو حالا با 10 نفر مسلمان اینجا بس کردم، تو آمدی میگی که بحث. خب اجازه بده که من حرفم منعقد بشه دیگه. هنوز منعقد نشده نتیجه گیری میکنی. اگر تو میخوایی بحث بکنی من پیش خودت منبع خواستم. من پرسان میکنم گوش برای سلمان هستی دنبال از اینکه پایتو برمشن. مسئله مرتد فطری و مرتد ملی برای شیعیان موجه است و شما در برابرش ادعا کردید، گفتین که ما 3 بار اجازه توبه میتیم به مرتد، اگر توبه کرد خوب، نکرد میکشیمش. خب ما برای شما چرا بسته میکنی؟ کیک 3 بار گفت اجازه توبه میده؟ شما نگفتید ما اجازه توبه میدیم برش؟ اجازه میدیم توبه کنیم؟ چرا دروغ میگید؟ دوستان عزیز من، چرا دوستان جایش نمیدید؟ یعنی نگفتید اینجا که ما اجازه توبه میدیم؟ بیشتر از 700 نفر بیننده هست در اینجا خودت دروغ میگید. من چرا دروغ میگم؟ ما بگم که استتابه داده میشه، استتابه هست بهشش کرده میشه. ما نگفتیم استتابه چی مرا میتن؟ عزیز من دروغ نگو، تلویز نگو. بزرگوار چرا مسئله با شکل گستاخونه و بیرحمانه بخشید؟ آقای کاوش چرا دروغ میگی؟ من برات گفتم، آقای فطرت، من برات گفتم که از مرتد استتابه در اسلام صورت میگیره. آقای فطرت، من یک جمله بگویم با اجازه شما. دوستان عزیز، در قسمت پایین بردن، بالا آوردن یا مثلا مایی که بسته و باز کردن، من هستم. خواهشم مدیراتورای عزیز غرض نگیرین و دوستان عزیز سفرم لایک بکنین که باز کم کم لرزه داره تا بسته شد. بفرمین عزیزم. عزیز من، ایشان فرمودن که ما اجازه توبه میتیم به او که توبه کنه. حالا میگم من نگفتم چون این چیزی را. میگه چرا دروغ میگی؟ چرا در حالی که به زبان خود اقرار کردن این برنامه استتابه است پیشش کرده میشه. استتابه یعنی چی؟ چرا قلبی تو الان اینجا گفتی که آقای کاوش خودت من حیث یک جوان چرا دروغ میگی؟ گفتی 3 بار از او توبه خواسته میشه. ما 3 بار نگفتیم. چرا عزیز من استتابه یعنی چی؟ استتابه خواسته میشه. استتابه یعنی چی؟ استتابه طلب توبه. استتابه طلب توبه. ولی 3 بار تو از کجا کشیدی؟ سه بار تو از کجا کشیدی؟ چرا تو سه بار تو از کجا کشیدی؟ گوش کن حالا گوش کن دیگه لطفا.
میشه به همین ادعایی که کردی برای مرتد در دین شما استتابه داده میشه، به همین ادعای برای ما رفرنس بیاری؟ رفرنس بیارم؟ بله دیگه. اول برو تفسیر ابن کثیر از علامه. من نمیرم عزیزم، تو برو. ما چرا باید برم؟ من نمیرم، تو برو. تو برای تو رفرنس میتونم، تو خود زمانه که من رفرنس میتونم، تو زمانه که رفرنس بتی برای من که مطالعه بکنم، برات بگم که آقای رفرنس تو دروغ است یا غلط. عزیز من بفرما کدام صفحه تفسیر شیخ مرجانی صفحه اینجا؟ برو کتاب بدایی و سنایی. برو کتاب یعنی چی؟ ما بگیم برو صحیح رو بخونی. یک نمونه میتونی بخونی این جلد. بله بفرمایید کدام صفحه و کدام جلد. ما در موضوع بحث استتابه که از مرتد خواسته میشه تفسیر برات رفرنس میتوم، کتاب فقه برات رفرنس میتوم، بفرمایید شروع حدیث برات رفرنس میتوم، بفرمایید در مورد کتاب المغنی لابن قدامه، الهدایه لشیخ مرغینانی، البدائع والصنایع. بس عزیز من جلد صفحه در المحتار جلد و صفحه عزیز من، این طریقه رفرنس دادن نیست. هنوز میدونی رفرنس یعنی چی؟ اگر تو در مورد یک مسئله میخوایی که بحث بکنی که قبلا یک نفر آمادگی داشته باشه، بگی که اینی صفحه اینی خط که من بیارم پیش خودت. پس از ما چرا رفرنس کامپیوتر پیش ما همین تا آماده نیست که ما برات نشون بدیم که اینی هست؟ پس از ما چرا رفرنس خواستی در باب مرتد فدریک از کتاب شیعیان؟ ما برات گفتم در بحث اونها از این مسئله. تو خود دروغ گفتی، تلبیس میکنی، کار تصاحب نداریم در کتاب شیعه. یعنی مثلا مرتد ملی و مرتد فرنگی ما چی میگه؟ در کجای کتاب شیعه؟ در کجای کتاب شیعه آمده؟ در کدام شیعه آمده؟ باش یک لحظه، تو معنای مرتد فطری را اجازه بدین. نه اما معنای مرتد فطری را میدونی؟ تو زمانی که میگی معنای مرتد فطری را میدونی؟ مرتد فطری همیشه من میدونم. تو پیشتر میگفتی نه سالا میگی معنایش را میدونم. تو خو اول دروغ میگی، تو معنایش را میدونی؟ یعنی مرتد فطری چی معنی؟ مرتد ملی چی معنی؟ مرتد فطری وجود نداره. حالا معنایش را میدونی؟ مردم به سرت میخندن. کی گفت روان است مرتد ملی و مرتد فطری؟ با پوزش فکر نکنم این بحث و این صحبت ها کدام نتیجه داشته باشه، چون اگر دوست ما خب اون مفهوم ذهنی که از این موضوع دارن برداشتن که هست و قابل تغییر نیست، چون اگر شما رفرنس هم بدین موضوع نمو هست که 2 + 2 = 5 هست، شما ثابت بکنین چگونه 4 هست، مشکل نیست. خب کوش عزیز، ما واسه وزی که میخواستم برای شما صحبت ها رو ادامه بدم و ما 2 بجه شب هستی چه و من ناگزیر باید برم. با صحبت میکنم، اوقاتت خوش عزیز برادر. ما حتما در لایف تان میم. نوید جان عزیز، جهان سپاس، سلامت باشین که اجازه دادین دوست عزیز دیگه صحبت میکنه. اگر زحمت نمیشه میجه سحق منتظر است اگر برش وقت داده بودن. آقای عبدالی عزیز یک ثانیه که باشین، کاوشی عزیز، همه دوستان دلائف حضور دارین، بحثی بسیار زیاد پرمحتوایی تا این دم بود. من دوست دارم که ادامه پیدا کنه، هیچ مشکل ندارم، اما بالاخره به یک نتیجه برسیم مطابق به البته نتیجه نه، یک بالاخره یک بحث باشه، یک چی میگن صحبت کوتاهی باشه راجع به اینکه آیا خدا زاده ذهن بشر است یا نه، از یک مرجع معرفی شده، ایران باید نگاهی گذرا داشته باشین. اگر آقای اسلام اندیش علاقه داری که در یک قسمت چیزی بالاخره بگویی، دوست داریم اگر میخوابی به خیر بری عزیز. برونام دیر است، خوب است، بحث زیبا است. من در واقع خواستم در این موضوع صحبت شد و بین می دلیل هم بالا آمدم. میشه صحبت بکنیم؟ خب سوال یک اصطلاح از در انگلیسی میگه it begs the question، یعنی پسی سوال را در برگیرنده سوال دیگر است که اگر خدا زاده ذهن انسان هست، پس ذهن انسان زاده چی هست؟ این موضوع را میشه روی صحبت بکنیم. نوی جان عزیز، به نظر من تعداد بیننده هایتون هم زیاد هست، دوستا هم منتظر. ما میخوایم شب بعدی یا وقت دیگر بیم، چون گفتم 2 بجه شب است، متعال منتظر نوبت خود بودم. بعد از این فکر نکن به من نوبت هم برسه، چون دوستا زیاد منتظر هستن. عبدال جان به همین شکل ببین، تشکر نوید جان که من هم وقت دادیم، اینجا هم دیر است، دوستای زیاد شاید در پایین انتظار باشه و برادرای دیگر هم میخوان سهم بگیرن در این بحث. من هم جای برای اینا واگذار میکنم، خودم پایین میرم. باز شب دیگه تدوین کنین زون امتی اگرومی را نوید جان، که اگر جناب آقای فری تینکرا آمدن باز همراهشان صحبت بکنیم.
مقصد ای است که در ابتدا وقتی بحث را در رابطه به خلقت سوال کردیم از ایشان، دوستا حتما شنونده بودن و نتیجه هم گرفتن. ضرور نیست روش کامنت بگذاریم، باز بعدها انشاءالله شبای بعدی دوباره بحث اگر آغاز کردیم در خدمت باشیم. تشکر از اینکه وقت دادید ما را تحمل کردیم. ما خودم یکی از کسایی هستم که خیلی دوست دارم با بحث‌های چنینی صورت بگیره، خصوصا در مورد من همیالم که آقاد شما مشکل ندارم، چون همه چیز در ذهن من هست، من نیاز ندارم. چون بس رفته در رابطه به قرآن برادر رحمت الله، برادر اینجا کسی گلوبال تیم برادر، این بحث ها صورت بگیره خوب است. فقط یک مسئله که بحث صورت بگیره، حالا آقای افغان جنگی خیلی زیاد میخوان بالا بیان دیگه جنگ میشه، باز از خاطر اونا نیاز نیست در روی استیج بیان چون جنگ میشه عزیزا. حالا بفرمایید دیگه را صحبت بکنم. یک عقاب ما هست، من یک چیز به ان شاء الله به جناب فریتنکر میخوام بگم که کاوش عزیز صحبت های ما خودت همی جنا تمام یار زنده و صحبت باقی، ما خودت باید از اون جایی که صحبت ها قطع شده بوده تمام میدیم. یادتان نرم است، وقت خوش. اجازه است آقای نوید عزیز که من یک دو دقیقه صحبت من گلوبال عزیز. آقای کفرکش شما خوش آمدین، اسلام اندیش خوش آمدین، بخیر باشین. سلامتیت نوی جان عزیز، جهان سپاس. آقای کاوش چیزی گفتنی اگه شما دارین بفرمایین. من بله، فقط به عنوان آخرین نکته جان برادر که ببینین رفرنس دادن را ما با آقای رحمت الله که شما برشان استاد میگی، آقای رحمت الله رفرنس این هست که شما میایین کتاب را باز میکنین، حداقل یعنی کمترین حداقل شما چیکار کنین جلد و صفحه کتاب را بگوین و بگوین کدام چاپ است که من بتونم پیدا کنم رفرنس شما را، من حداقل بتونم پیدا کنم. خب و در حالت حد اکثر اگر شما بتونین رفرنس بدین، میایین بگین که صحیح بخاری، مثلا اگر کتاب بخاری باشه، صحیح بخاری کتاب غسل باب افتام فلان باب شماره روایت و این کتاب، این از رفرنس. شما استاد هستین هنوز نمیدونین رفرنس چی است، میگین برین بخون. اگر ما برای شما رفرنس بتون بگیم برو صحیح بخاری را بخون، 7 جلد است عزیز من، 7 جلد صحیح بخاری را تو نمیدونی در ظرف یک سال بخونی، این چی نوع گفتگو است، چی نوع رفرنس دادن است برای ملت؟ یک کسی بیاد بالا صحبت کنه که حداقل رفرنس دادن بلد باشه عزیز، من میگه کتاب فلان کتاب، رفرنس بده میگه فلان کتاب، این رفرنس است ای جان. اجازه است آقای نوید که من کم صحبت کنم. بفرمایید. ببینید دوستان گرامی عزیز، اول سلام و عرض ادب به تمامی برادران خواهران و مسلمان اینجا. قاری صاحب اومدن و رفرنس دادن و حکم رو آوردن و آیات رو تفسیر کردن خیلی قشنگ و واضح با رفرنس و این بحث تموم شد. و تکرار کردن بحث خودش یک نوع مغلطه هست که انسان ها همیشه انجام میدن برای اینکه قبول نمی کنن اون چیزی که بالاخره جواب داده شده. حالا در این بحث دوستان گرامی، حتی اگر ما آیه هم که بخونیم، الله متعال در این آیه میگه که آنهایی که با الله جنگ میکنن، حالا جنگ کردن مترادفی هست بر مثلا رد کردن یا اینکه برخیستن بر علیه یک سیستمی که بالاخره ساخته شده و مردم اون رو پذیرفتن. و حالا ما مترادف جنگ رو میگیریم و میگیم که اینجا بر علیه این سیستم برخیستن و جنگ کردن و جدال کردن و فساد کردن در زمین. یعنی اگر ما جمله رو کامل بخونیم، قشنگ الله متعال گفته کسانی که در مقابل این سیستم اسلامی، یعنی در مقابل همون چیزی که الله متعال برای ما نازل کرده و بعد در زمین برمیخیزن و بعد در زمین فساد میکنن، این جمله کاملشه دیگه. چیزی نیست که نیازی به تفسیر نیست که تو بگو که من هر چی معنا میده، تو بگو که الله اینجا چی معنا میده، این چی معنا. این یک نوع مغلطه‌ای هست که میخواین کلن ذهن رو اختشاش ایجاد کنید و از اصل مطلب بگذارید و اون چیزی که خودتون رو بیان میکنید رو به کرسی بشونید. گلوبال یعنی کسی که در مقابل خدا استاد میشه، در مقابل الله متعال و در زمین فساد میکنه، باید کشته شوه و به مو اشکالی که در حدیث آمده به مو شکل کشته شوه، درست است؟ ببینید آقای نوید گرامی عزیز، اول خب یک سیستم نقطه آقای گلوبال یک دقیقه برای ما اجازه بدید که کاوش اینجا آمد آخرین حرفش زد، من آخرین حرف خود بزنم در مورد بحث در مورد باب رفرنس. که من اول دو تا مسئله دارم. مسئله اول در مورد آیات قرآن کریمی که در اینجا مطرح کرده بود و این جزا را به جزای مرتد نسبت میداد، جزای مرتد نیست. یک، تلبیس نکنین و مسلمان ها آگاه باشن که آدم تلبیس میکنه در حقیقت میخواه موضوع خلط بکنه. یک
دوم در مورد بحث مرتد، استتابه مرتد، ما قبلا برش بیان کردم که در فقه اسلامی ما بر مرتد اول استتابه داریم. بعد آمد ما از پیش از این آقا رفرنس خواستم و رفرنس هم چیزی داده نتانست و حالا ای از ما رفرنس خواست، ما رفرنس که برش آماده ساختیم و برش میتوم. حالا متوجه باشین، اول الکتاب النطف فی الفتاوى للسغدی جلد دوم صفحه 689-1، کتاب البنایه شرح الهدایه باب و احکام المرتدین جلد 7 صفحه 268، شرح معانی الاثار المرتد عن الاسلام ایستتاب و املا جلد 4 صفحه 202، شرح معانی الاثار المرتد عن الاسلام ایستتاب و املا بحث دیگر جلد 4 صفحه 202، نهایت الزین شرح قرة العین نهایت الزین شرح قرة العین جلد 2 صفحه 94. رفرنس هایی که ما در فقه اسلامی خصوصا در فقه احناف در مورد باب استتابه کفا مرتد که از او استتابه خواسته میشه، رفرنس کتب معتبر، منابع دینی معتبر از فقه اسلامی را برای آقا بیان کردیم که آقا بیاید مثل ما رفرنس بیان بکنه که مثل که مرتد فطری و مرتد ملی و چیزایی که از گوگل مثل آقای کاوش یک نفر نوشته اونجا تقسیم بندی کرده با باور خودش که مرتد فطری و مرتد ملی را هم نمیتونه تفکیک بکنه، تقسیم بکنه، معنایش را بیان بکنه. ای بود رفرنس. ولی تا آخرین حرف ما برای جوانایی که در اینجا هستن، تعداد مسلمان ها و تعداد کسایی که مسلمان نیستن، ما به عنوان آخرین حرف ما استاد محترم، حرفتان با آخر نباشه، یک چند دقیقه دیگه هم شما را داشته باشیم. حرفایی را با آدرس آقای کاوش گفتن، سخنی از اینا را هم داشته باشیم که چی میگن. بله ما از استاد بزرگوار، از استاد بزرگوار یک سوال دارم، اگه لطف کنه برای ما جواب بده. پرسین بعد. حتما خدا جوسه بحثای ما ادامه میداشته باشه. بفرمین آقای کاوش. بزرگواری که تصویرشان باز از آقای تیوی، خب اول از اینا شروع کنیم چون ایشان هم داشتن چند تا حرفی. ایشان بالا آمدن میبینن که برنامه یا آیا خدا زاده ذهن بشر است صحبت میکردن، باید در باب برنامه در مورد برنامه از اللهشان چند تا دلیل میآوردن، نه اینکه بیاین بگن فلان بهمان در مورد بحث نظر بده یا در مورد بحث فقط مخاطب ما میتونه نظر بده که بحث باید چی ویژگی هایی در خود داشته باشه یا نداشته باشه. حالا عزیز من یک لحظه لطفا، یک لحظه برادر، شما صحبت کردین من سکوت اختیار کردم. خب شما در مورد بحث ببینید، به عنوان یک مثال بسیار کوچک، من بارها و بارها در این مبحث، خب دوستان قطویدوهای نشر کردن، عزیزان ما کسانی قطویدوها از برنامه های شما میگیرن نشر میکنن، در یکی از این برنامه ها قطویدوی از شما دیدم که در باب فیزیک کوانتوم صحبت میکردین. حالا برای من یک سوال پیش اومد، اگر جواب ندادین میل خودتان هست، اگر جواب دادین من خوشحال میشم. شما در اون کتویدویتان گفته بودین که آقای کوانتوم بنیانگذار تئوری کوانتوم است. میشه میره برای ما باز کنین که بحثم روی این مسئله فیزیک کوانتوم بود پیشتر. آقای کوانتوم چی کسی هست عزیزم؟ بفرمایید. سوال از شماست. آقای کوانتوم یعنی کی؟ منظورتون ما هستم؟ دست ما شماستی، خب شما گفته بودید. من جای دیگه بودم، من فکرم تو شما میخواستیم با کسی دیگه صحبت کنیم. بله بله، چون اول برنامه در مورد چی است؟ در مورد این که جهانی از عدم در فیزیک کوانتوم قابل تحلیل و بررسی است. شما اینجا آمدین در باب خدا صحبت کنید، خب ما مجبور هستیم در مورد از فیزیک کوانتوم برای شما نظریات بیاریم. حالا من یک نظریه بسیار بسیار هوشمندانه را از شما شنیدم که دوستان آقای کاوش اگر نمیخواید که با ما بحث داشته باشید، آقای کاوش اگر نمیخواید که با ما بحث داشته باشید، ما بسیار تشکر از شما، اجازه بدید که ما با شما بحث باشید، اجازه بدین لطفا دوستایی که ببین دوستا و طرفدارای عزیز من، اجازه بدین ایشان صحبت کردن دیگه اینجا دارین، اجازه بدین من چی میگم، من خواهش دارم یک لحظه من اجازه بدین، من حضورت مرخص میشم، من باش اوقات خوش برات تمام، اجازه کوش کو اجازه صحبت کردی تقریبا اوقات خوش، من در مورد بیشتر از دونه کس صحبت کردی، حالا برام فقط 10 ثانیه اجازه بدید، 10 ثانیه برام اجازه بدید، من بعد از این اوقات سوال بکنم، آقای تی وی شما جای نرین، امرای گلوبل باز بحث تا اجازه دوام بدید، 10 ثانیه گفتی بفرمایید، زمانی که یک نفر در یک صفی یک بحث را ببین تو اجازه نمیدی، ما از کجا صحبت کردیم که بعد 10 ثانیه اجازه بدی بر من؟
زمانی که اگر تو میخواهید در اینجا بحث بکنی، اول کسایی که در پایین دعوت دشنام میزنن، توهین میکنن، گستاخی میکنن، لجوجت میکنن، اونها را جلب شبیه که ما بیم در اینجا من حیث یک انسان هم باشیم. مدراتور نیست ما در ازو مدراتور نیست در اینجا توهین هست. مثل خودت بانی افراد را بیار بالا بیار، در اینجا همراهشان دیالوگ داشته باش و هرچی دلت میخواهد دروغایی که بسته میکنی بسته بکن. خیلی مسلمان ها میدانن که تو چی. سپاس عزیز من، تشکر. ما تو از نصیحت بیرون هستی، فقط تمو هست که جزای مرتد در برابر تو اول استتابه. من میاد مسئله صحبت میکنم، اجازه بدین چند ثانیه استاد فطرت صحبتایشون رو داشته باشه، چون ما میخواهیم استاد فطرت باز بیاد و برنامه ما صحبتایی داشته باشه. استاد فطرت عزیز 10 ثانیه گفتین یا 1 دقیقه بفرمین صحبتتون رو با اتمام برسانیم. ما دوستی عزیز بر شما پیشنهاد ممی هست، اگر میخواین که یک بحث را بیاین مطرح بکنین، بیاین عنوان را بگذارین، دلیل را ادعا را تقدیم بکنین و بعد میایم سر از او بحث میکنین. ولی کسایی که مدیریت میکنن باید حداقل انسانهای گستاخ یا انسانهای لجوجه که دو میزنن، دشنام میتن، اخلاقشان را به نمایش میگذارن، اونها را حداقل مدیریت شوه. اینا شما میبینین چه کاری هست که در پایین، چه کاری هست که به پایین حتی به مقدسات توهین میشه. این قابل تحمل است برای من؟ بودن من در لایف گناه هست. استاد فطرتی عزیز، من یک جمله را براتون بگویم. ما دیده میشه که در بحث های تک تاکی جدید هستین، 700 نفر است. اگر 700 نفر ما بلاک بکنیم در این لایف کسی نمیمانه. از 700 نفر تعدادی هستن که حرفای به مو ترتیب دل خود نوشته میکنند. متوجه هستین؟ در این لایف هم از دوستان مسلمان و هم از دوستان خدا ناباور چی هستن؟ مدیراتور هستن. اونا به مجردی که متوجه شد پیشنهاد معمی هست. پیشنهاد ما برای فلسطین همی هست. اگر یک مسلمانی میاید توهین میکنه، اگر یک مسلمانی میاید توهین میکنه، میوتش بکن. اگر یک آدمی میگه من مهمان برنامه تسم در اینجا میاید توهین میکنه، در حقیقت به معنای عزیز که توهین را شما میکنید، توهین را مدیر میکنه برای من. توهین ده او آدم گستاخی که با ایتور لجاجت او بزرگ شده، گلایم از او ندارم، گلایم از مدیری دارم که در اینجا حداقل مدیریت نمیکنه و انسانهایی که استاد محترم شما بازم یک توجه بکنین. گفتم همه 700 نفر کمین نوشته میکنه، همه را همه اگر بلاک بکنیم در لایف کس نمیمونه به او شکلی که شما میخواین نمیشه، ولی دوستا کوشش خود میکنن. بازم نظر شما را توجه میکنیم. ممنون شما. آقای فطرت، یک لحظه ادامه با شما بس ادامه داره. آقای فطرت، شما وقتی آمدین که حالا خیلی خیلی بهتر شده، فقط یک دو سه نفر ماندن از دعوتگرای مسلمان که اونا فحاشی میکنن، بقیه یعنی واقعا حال تک تاک فضاش خوب شده. روزهای اول که ما آمدیم یعنی خواهر و مادر همگی روی میز بود، از مسلمان هم از مرتد و کافر و ملحد هم، یعنی از نقاد هم روی میز بود، از مسلمان هم. حالا خیلی خوب شده، شما در وقت اومدین که بسیار خوب شده فضا. بفرمایید. درست ببین آقای کاوش عزیز، شما اومدین گفتید که در بحثی ویدیویی اومده و برای ما گفتین که این فیزیک کوانتوم، شما اومدین گفتین شخصی به اسم کوانتوم این رو کشف کرده و اسمش رو گذاشته. ببینید این یک مثل بود، حالا ما مثل در اون مثل زده میشه، حالا اگرم نیست این گونه نیست پس نیست. ما مثلا گفتیم چیزایی که در این دنیا کشف میشه این رو ما انسان ها کشف میکنیم و اصلا این بحث مسئله نیست. مسئله امروز بحث این نیست اصلا که ما بیم بشیم در مورد لایف‌های گذشته. شما هم چند دقیقه پیش اونجا در مقابل ایستادن در مقابل امام یک ملت مسلمان رو امام مسلم نیشابوری تصویر کردید، حالا ما بشیم در مورد اون هر دقیقه بشیم صحبت کنیم؟ نه خب اشتباهه، بالاخره اشتباه لفظی صورت میگیره. و یک چیز دیگه هم هست آقای کاوش گرامی عزیز، شما رو من چند وقتی میشه که در تیک تاک میبینم و خودتون رو نقاد میگیرید و کسی هستید که میخواید نقد میکنید. اوکی، ما شما رو به عنوان یک نقد کننده قبول میکنیم، اما یک سوال منطقی و عقلانی، چیزی که عقلی که خودتون شما هر روز ازش بالا میرید و هر روز حرفش رو میذارید، من منبع من عقل هستش، درسته؟ یک چیزی که نقد میشه باید اون ور ترازو یک وزنی، یک چیزی باشه که این ور ترازو رو نقد کنه. زمانی که شما اون ترازوی خودتون رو نمیگید، ترازویی که شما چیزها رو با اون وزن میکنید و معیار میکنید و تحلیل میکنید چی هست؟
شما میگید عقلت، پس بیاین سر اون منبع خودتون و منبع ما صحبت میکنیم. ما میگیم منبع ما وحی، اگر این اثبات میکنیم که وحی عقلانی تر هستش از عقل و منبع شما عقله، بیاین با هم دیگه بشینیم در مورد این موضوعی که شما از عقل خودتون بیارید منبع بیارید، ما هم از عقل هر کسی عقلانی تر بود میسپاریم به دوستان گرامی که اینجا هستن. منبع ما وحیه و من میگم که وحی از عقل بالاتره و میتونم مثال عقلانی هم برای شما بدم در هر موضوعی هم که میخواین، من با شما در خدمت هستم، میتونیم با هم دیگه لایو 50-50 بگیریم با هم دیگه صحبت کنیم. من 90,000 فالوور دارم و خیلی کسها هم منو در این آلمان و کشورهای اروپایی و آمریکا و عربستان سعودی هم میشناسن، این تقریبا ویدیوهایی هم که ویرال میره. ولی شما رو تازه بالاخره تیک تاک اومدید، حالا ما قبلا شما رو نمیشناختیم اگر مثلا بر شهرت باشه، بالاخره اومدید، من شما رو دعوت میکنم مثل اون روزی که اومدم داخل لایوتون، شما گفتید نه تو چی بلدی، بلدی که عربی بلدی یا نه. ببینید دوست گرامی عزیز، من یه مثال خیلی ساده و عقلانی برای شما میزنم که برای نقد کردن یک چیزی باید انسان پروفسور باشه در اون زمینه. برای مثال اگر یک کسی میاد از ریاضی ایراد میگیره، این مثال عقلانیه، از ریاضی میاد ایراد میگیره، باید در موضوع یعنی در مبحث ریاضی باید این پروفسور باشه تا بیاد از یه چیزی نقد کنه. اما شما متاسفانه میاد از اسلام نقد میکنید در عین اینکه عربی هم بلد نیستی. من بلد نیستم، منم میگم بلد نیستم، اما من نقد نمی‌کنم. اجازه بدین آقای نوید من صحبتام تموم بشه، اجازه بدین اجازه بدین آقای فرینکی من مثلا عقلانیمو بزنم بعد میتونید شما مثلتون رو بزنید. برای مثال یک، من میرم مدرسه ریاضی یک به اضافه یک رو یاد میگیرم، یه نفر میاد میگه آقا میتونی من یک به اضافه یک رو به من یاد بدی؟ من میگم بله میتونم یاد بدم، یاد گرفتم از یک معلم، بعدش اینو میتونم یاد بدم. دقیقاً این مثال برای دعوتگران مسلمان هست، برادران مسلمان میتونن راحت دین اسلام رو پخش و انتشار کنن با این که عربی رو نمیدونن یا با این که خیلی چیزها رو نمیدونن، چون که اون چیزی که میفهمن رو در اختیار دیگران قرار میدن. اما شمایی که نقاد هستید، یعنی شما میرید یک به اضافه یک یاد میگیرید، بعد میگید که ها معلم ریاضی ضربه در شما ایراد داره، پروفسور جبر شما ایراد داره، میگید از جبر رو از موضوعات دیگر میاد نقد میکنید و این کار غیر عقلانی آقای کاوش عزیز. یعنی همین کار شما، همین نقد کردن شما قابل عقلانی نیست. زمانی که شما اسلام رو کامل یاد نگرفتید نمیتونید بیایید در مورد آیات شما ببینید من تفسیر خودم رو برای شما بگم، من میام الان نقد میکنم آیات، نه اول برو دین رو کامل یاد بگیر، 15 سال درس بخون. اصلا شما تئولوژی مدرک تئولوژی چیزی دارید؟ ندارید، شما اصلا تئولوگ هم نیستید، اصلا دانشگاه روسیه شما حتی جان سخنانتون هم منعقد بفرمایید. تموم شد. من منظورم اینه کسی که میخواد چیزی رو نقد کنه باید در اون زمینه حداقل پروفسور باشه، حداقل در اون زمینه در هر چیزی که پروفسور. شما تا عربی رو من ترجمه فارسی میکنم برات، بیا از این ترجمه فارسی من نقد میکنم. از دوستان گرامی عزیز همه میفهمن این چیز واقعا عقلانی عقلانی نیست. ببینید اون مسئله ایره که تصویر خود را طرف واز میکنه یا مثلا تصویرش معلوم نمیشه، ما جایی میبینم و فکر کردم کون نظریه امام مسلم را در باب انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله میاره، اون مسئله کدام مسئله جدید و جالب و جذاب نیست که شما بگین ال ویدیو بگیر، نه امکان داره من دیده باشم. مثلا امام مسلم، من فکر کردم البته از مسلم نیشابوری را آورده نظریش را، این کدام مسئله ای نیست که ما بگویم نه مثل شما خودم را بند کنم. شما مثال نزدین عزیز من، شما گفتین که تئوری کوانتوم را فردی به اسم کوانتوم ساخته. حالا خب بگین که اشتباه گفته بودین دیگه، گفتین بدون چیز اون، ببین اون لایو گذشته مثال نبود عزیز من. خب میز لایو گذشته که شما چه در پایین لایو ما هستین، ولی نه ما فقط حالا اجازه بدین صحبت کردین دیگه. شما عربی میدونین عزیز من؟ دوست گرامی عزیز من عربی نمیفهم ولی تفاسیر علما رو قبول دارم. بفرمایید. بسیار. من نقاد نیستم که عربی رو بدونم. بسیار عالی. آها ما بعد حالا در بین شما دوستان هر کدامتون با عربی میدونین باز در این زبان عربی قرآن هم با شما صحبت کنم. به عنوان یک نقاد شما باید عربی رو بفهمید چون شما نیاز نیست. حالا شما میگید باید شما تئولوگ باشید. مستم در مورد عربی عربی چیزی داریم مستم طرف تا ما را بعد از این سخن میایم یک آیه عربی قرآن را با دوستان تحلیل میکنیم از شما بیاموزیم استاد بزرگوار. خب دوستان عزیز ببینین ایشان میگن باید شما تئولوگ باشی، پیامبر اسلام یک کلاس اول را نخوانده بوده، امین ها ادعا دارن که پیامبر بی سواد بوده.
ببین تو ببین گوش کو خب اجازه شما نمیدین ببینید ما با چه ادب گوش میکنم اینجا نقطای رحمت آقای رحمت الله آقای رحمت الله عزیز آقای رحمت الله عزیز حالا کاوش با گلوبال تی وی طرف است آقای عزیز لطفا نگه بفرمایید اجازه بدین که از صحبت هاشونو بگن این مدار با امین آقای فدرت بزرگوار میریم مشخص بالای آیت قرآن فقط قرآنی بسیار ساده بسیار ساده ببینید بزرگوار پیامبر مسلمانان که شما برش امی میگین امی بوده قرار گفته شما ما به این ادعا نیستم که محمد بی سواد بوده من محمد را ادعا دارم برعکس که محمد خواندن و نوشتن بلد بوده ادعا دارم من و اثباتم میکنم ادعایم را خیلی وجود نداره خب ما با شما فعلا مناظره ندارم با شما فقط چون اشتراک کردین در این برنامه من حیث یک اشتراک کننده نظرتان را گفتین و من نظرم را میگیم میریم به طرف آقای فدرت بزرگوار ببین مسئله اساسی در مورد سواد ما برای اینکه اسلام را قرآن را بدانیم بفهمیم به زبان فارسی تا کن امام اعظمتان گفته که قرآن اگر به زبان فارسی خوانده شود اصل معنا تغییر نمیکند یعنی کدام اشکالی نداره حالا من نیاز به زبان عربی ندارم که قرآن را بدانم چرا چون اگر شما بگین که باید عربی بدانی که قرآن بدانی شما خودتان زیر سوال میرین در یک سوره قمر در چهار آیت متفاوت چهار تا آیه سوره قمر گفته که ما قرآن را برای تذکر ساده فرستادیم آسان کردیم آسان ادا کردیم تا دیگران بخوانند قرآن آسان ادا شده اگر من مثلا با در کتاب انگلیسی نوشته است که من هر روز مکتب میروم به زبان فارسی ترجمه میشه نیاز نیست که دیگه اینجا من هر روز مکتب میروم را طرف بیایه برای ما تفسیر کنه اللهتان ادعا داره که قرآن آسان فرستاده شده شما میگین نخیر باید حداقل 16 سال درس بخوری تا قرآن ما را بدونی یا شما دروغ میگین یا الله معذرت مرا بپذیرین توهین محسوب نشه حالا آقای فدرت عزیز آقای کاوش آقای کاوش برای ما سفسطه نگو گلوبال برای ما اجازه بده آقای کاوش گرامی عزیز اینگونه این الان شما اومدی گفتی ما میخواییم با گلوبال صحبت کنیم زمانی که حرفای من شنید میگه من با تو صحبت کردم من نکتب صحبت کنیم جوابت را گفتم ما میگه که ما مهمون هستیم دوست گرامی آقای کاوش گرامی همین چند دقیقه پیش ما رو گفت که از این شاخه به اون شاخه نرو ولی خود متاسفانه از این شاخه پایینی به اون شاخه بالایی میری و از اون شاخه بالایی به پایینی میپری خواهش میکنم اجازه بدین در مورد این حرفایی که زدی بذاریم ما هم صحبت کنیم جان دلم من با تو مناظره ندارم عزیز من سوال کردی جوابت را دادم دیگه من سوالی نکردم من گفتم که شما برای اجازه بدید که مدیر صاحب بزرگوار ما با ایشان اگر مناظره میکردم مناظره ایشان را تایید میکردم اون زمان دیگه ایشان در حدی نیستن که من مناظره کنم معذرت مرا بپذیرید شما همیشه با این حرفا میخواید این در حدی من نیستم در این نیستم یک ویدیوهای عجیب و غریب ازت بر آمده کل ویدیوهای که یک بار خودت ببینید سر در گریبان کن یعنی چی ویدیوهای عجیب هست؟ تحصیل دانشگاه کمبریج از روسیه است یک لحظه آقای داوش آقای تیوی دانشگاه بزرگوار بیشتر از خود مدیریتی اینجا طرف ازی باشه که مناظره بکنه آقای کاوش اگر تو میخوایی بحث بکنی. ما یک چیز بگویم آقای رحمت الله عزیز ببینین حرفی که آقای افغاندوه بار بار تکرار میکنه خواهشن شما همو گرانگی خود حفظ بکنین و یک چونین حرفا را شما تکرار نکنین ما دوست داریم شما بزرگوار با دانش و علمیتی که دارین یاین دلایفا حضور برادر گرامی بعضی موضوعات آدم را وادار میسازد برادر مستم زمانی که آقا آدم میایه ببین زمانی که یادم میآید گستاخی میکنه استاد عزیز من حرف مرا بشنوین ما از شما توقع داریم که از او کسایی که میآین حرفای میزنن که از اصل موضوع بسیار زیاد دور است شما قدم پیش کنین یاین به سبب ازی که علمیت عربی به درستی دارن درست معلومات دینی دارن درست منابع پیشتان است و درست استدلال میکنین شما بزرگی خود حفظ بکنین بارها دایی لایف بین تا این بحث ها بیشتر ادامه داشته باشه و ما بحث بکنیم او الفاظی که خودت از او کسایی کاپی میکنی او دوستان عزیز اینمی آقای دشمن خرافات اینا بسار با ایشان بحث کرده و تو بالا شده شما با مو گرانگی خود خواهشان حفظ بکنین محترم گرامی بفرمایین اولوی عزیز دقیقا آقای رحمت الله
شما ببینین مگر ما حالا در جامعه افغانستان نیاز مگر نداریم که گفتگو بکنیم با هم؟ همه قدر سال جنگ کردیم، خون یکی دیگر خوردیم، من ایرا بکش، ازارا او را بکش، تاجیک، همین مسائل قومی، مسائل مذهبی، همینا بس نیستن به قدر یکی دیگه خود را کشتیم، از یکی دیگه خود نفرت داریم بدون از یکی دیگه خود را بشناسیم؟ مگر ما پدر شما را آقای دکسترا برادر محترم، خیلی با هم صحبت بکنیم، باب گفتگو را باز بکنیم، باب گفتگو را باز بکنیم، صحبت بکنیم. ما کاملا مسئله را بیاریم روی میز بگذاریم. من از یک زاویه دیگه میبینم، آقای رحمت الله از یک زاویه دیگه میبینه. چی در این مورد ما چرا از هم نفرت داشته باشیم؟ از در قتل و کشتار او طرف بونین چرا نفرت داشته باشیم؟ بفرمایید. حالا اجازه بدید زمانی که یک نفر بیاید. آقای نوید عزیز، آقای زمانی که من باید برم، برادر گرامی عزیز، استاد گرامی، اجازه بدید یک دقیقه من میرم، چون من میرم سر کار دارم. آقای نوید گرامی عزیز، ببینید دوست گرامی، اینجا اومدن دوستان عزیز در مورد یک سیستم صحبت کردن، یک سیستم قانونی که بشریت با هم دیگه یک جا شدن، یعنی یک عده ای از مردم با هم یک جا شدن و اون رو قبول کردن. ما زمانی که در مورد سیستم صحبت میکنیم باید در مقابل این سیستم یک سیستم دیگر داشته باشیم که اون رو نقد کنیم. زمانی که شما کشوری نیستید، یعنی منبع شما کشوری نیست و منبع شما فقط عقل خودتونه، شاید شما مدفوع خوردن رو هم درست بدونید، یک کسی میگه یک کار رو درست میدونه، بزرگوار هستن حرف نزنی. منبع کشوری چی هست عزیز من؟ منبع کشوری رو من برات میارم، یعنی منبع یک کشوری، یک قانونی، سیستمی، یه سیستمی بابا چی طرز استدلال هست؟ اجازه بده که استاد طرف بزنه. چی گفت برای جان برادر؟ آقا کاوش اجازه بدیم، برای مثال دموکراسی یعنی چی؟ دنبال لغت چرا میگین آقای کاوش؟ این چی عزیز من؟ حرفایی که میگی در جایی که بزرگوار هستن، بذاریم بزرگوار حرف بزنن دیگه. دقیقاً کی بزرگ؟ کی شما رو بزرگ خواست؟ عزیز من خود را بزرگ نگفتم، استادم در اون بالا نشسته. کاوش اجازه من دارم صحبت میکنم. عزیز من بس تاس کافی است، بذارین که استادتان قرآن را باز کنه با ما. نه 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 نه، دنبال قرآن نمیگردم، چون من صحبتم آقای نوید هستن، من اجازه دادن آقای نوید جان، ایشان شما را اجازه دادن یک بار صحبت کردین، من با تو حرفی ندارم. من اجازه دادن به عنوان بالاخره یک دوست گرامی که در تیک تاک هم میگردم، من بالا صحبت کنم. یک صحبت اختتامیه آقای گلوبال داشته باشن. آقای گلوبال، وقتی صحبتتان اختتامیه است با آدرس دوستای خاص دی لایف نگوین که باز اونا مجبور میشه. من کسی رو آدرس بگردم، کسی رو اسم یک جنبندی بفرمایین آقای عزیز. بله جنبندی میکنم. زمانی که شما در مورد یک قانون است، یک سیستم قانونی میان اون رو نقد میکنید، ولی یک سیستم قانونی پشتون باشه. نمیتونید بگین که این سیستم قانونی رو من نقد میکنم ولی هیچ سیستم قانونی پشتون نیست، یعنی سیستم مثل دموکراسی پشتون نیست. اگر شما تمام منابعتون دموکراسی نیستش، تمامش عقله، پس این قابل پذیر نیست. آقای محترم، شما در مورد یک سیستم صحبت میکنید، یک سیستمی که 1.5 میلیارد انسان اون رو پذیرفتن و دارن امور زندگیشون رو در اون دارن اجرا میکنن، دارن امور زندگیشون رو از اون میگیرن. پس لطفا آقای گوگل تی وی، گلوبال تی وی عزیز، حالا کی مسئله را باز کرده که خودت من نتیجه گیری میکنی که درست نیست؟ این مسئله که باز نشد عزیزم، هر وقت بیا ببین آقای گلوبال، من خودم حاضر هستم ساعت ها بشینم با تو در مورد منبع اخلاقیات صحبت بکنم که چگونه انسان ها باید رفتار بکنن. امور زندگی عقلانی من در اسلام قانون اساسی وجود داره، قانونهایی وجود داره که بالاخره اساسی گلوبال تی وی تو گفته نمیتونی که چون من مسلمان هستم پس من عقل ندارم. نه عزیز من، نه تو فرار کرده میتونی از عقل، نه من فرار کرده میتونم از عقل. آخر بیا با هم بشینیم ایره یک روز دیگه بحث بکنیم، به نتیجه برسیم که آیا عقلانیت در اسلام هست یا عقلانیت در جامعه متدین کنونی. اون وقت است که به نتیجه میرسیم، حالا جایش نیست دیگه عزیز من. انسان محترمی هستید، با هم دیگه حرف میزنید. گلوبال ارجمند، الان گلوبال ارجمند گوش کنید، در رابطه با الان تموم شده بود و رفته بود، حرفایتون رو تمام میکنید، در رابطه با عقل یک طرفی بحث شما باشین، یک طرفی بحث با آقای دکستر و ای دوستا یک دوست معین میکنیم، یا در لایف شما یا ای لایف یا یک فضا بسیار زیبا میشه که صحبت بکنین. دلن اگر امی صحبتتان را بر آخر برسانین که چند روزهای دیگه منتظر است. دقیقا اینجا این آقا اومدن گفتن که آقا برای نقد اسلام نیازی به سواد اسلامی نیست. برای مثال من اگه میخوام از دموکراسی، از این قانون دموکراسی نقد کنم، باید حداقل در مورد قوانین، حداقل باید قشت قشت شده، یعنی که
قانون قضایی قانون قضاوت رو خونده باشن، کتاب بله بله قانون اساسیش رو خونده باشن و بفهمم. و همچنان من خوندم در تقریبا 3 سال در یکی از مدارس قانون کشور آلمان درس خوندم. هر آن کسی که در مورد دموکراسی، در مورد سیستم دموکراسی میخواد صحبت کنه، من در خدمت، در هر موضوعی، سیستم اسلامی، سیستم قوانین اسلامی و سیستم قوانین بالا حرفایتون، همین قانون اساسی اسلامی رو مگه تعریف کنین؟ قانون اساسی اسلامی من با شما میام تعریف میکنم تعریفات، من باید برم نه قانون اساسی اسلامی یعنی چی؟ ما سر کار میریم. ای بابا جان، ای بابا جان، حرفای شما نکنه بالا جان. در بحث اخلاق یک بحث با شما بزرگوار یکی از دوستا می داشته باشه و تماس می شویم. لطف کردی عزیز که آمدی، خوشحال هستم. دوستان گرامی عزیز، مقصد منابع خودتون رو به عقل دیگران نسپارید دوستان گرامی، کارکو امور زندگیتون رو اگر به عقل دوستان بسپارید که خدا امورتون رو ممنون شما گلوبالی عجم. سلام علیکم، خوش آمدی عجم. جزاک الله خیر. آریا جانم خوش آمدید، میگم درود آریا. آقای آریای عزیز خوش آمدین. آقای کاوش و آقای رحمت، شما اگر بحثی را پیش ببرین و اگر اجازه میدین که دوستای صحبت کنه، آقای یوسف خلیل دیرست که منتظر است، میخوان که حرفی داشته باشه. صحبت کنه. ما در بابا نوید عزیز جان، خداجو عزیز بفرمایید. پیش از اینکه می رحمت الله استاد رحمت الله برای اجازه مرا بده که یک بحث قطعش یک سوال ازش داشته باشم. باز حتما سوالی داشته باشید محترم، اجازه که من به سوال خود ازش بکنم. حرمت کن دشمن خرافات، تازه آمده ایشان، اجازه بدین اگر درود حرمت داشته باشه. همه دو تا دوست ما آمدن تازه، یکی آقای یوسف خلیل و آقای آریا، اینا یک حرف و صحبتی داشته باشن. یوسف خلیل، شما خلیلی بفرمایین صحبت بکنین، بعد آقای آریا پیام و صحبتی داشته باشن. دست از آقای مولی صدای من میاد؟ با کمال تاسف که بسیار زیاد ضعیف است اینترنت، اگر پایین برین دوباره بیان که اونجا سرخم نشون بده. برادر محترم الان درست با عرض پوزش از دوستایی که در اینجا روی خط هستن، من یک طرح دارم. اگر کاوش هست یا دگستر هست، هر کسی که هست، اگر زمانی که میخواه یک بحث بکنه، من یک سوال دارم، یک سوال بسیار کوچک. استاد عزیز، شما صحبت شما را می داشته باشیم. آقای یوسف خلیل، حالا کوشش کنین که صحبت میشه یا نه. بله درود مولوی، سوال سازم درسته؟ بله بله بفرمایید. درود خدمت همه دوستایی که اینجا هستن، بجاب نهاندهایتان و میمانانتان. پیرامون افتاد از موضوعات می چرخید در ارتباط از حالان. ببینیم، من خودم نظر من در باب ارتباطی هست که ما مطالعه کردیم در دین و از استادان که آموختیم، این موضوع ارتباط در سطح اسلامی و جامعه یک موضوع مصلحتی تاریخی هست، با خاطر که اصل اساس قرآنی ندارم و آن چیزی که در باب حدیث شریف است، اون موضوع که است او تنه صدور داره، یعنی برای هر مرتد شما نمیتونه اون اطلاق بکنه. خوبی مثلا یک کس ارتداد از دین کرد، اطاعت توبه یا طلب توبه از او بخواهی، اگر او توبه را نپذیرفت باز کردن شد. این یک حکم مصلحتی است، نظر به اقتضای زمان و تاریخ خودش جایگاه اهمیت همویجه خود داشته، اما در همه زمانها و مکانهایی که ما زندگی میکنیم اون کاربرد نداره. یک حکمی که نظر به مصلحت در اشتفا و یا نظر ارائه شده و ما بخواهیم او را تعمیم برای تمام حالات زندگی مردم بشه
بله. یک مدتی که بخواه امنیت جامعه را و هم بزنم و ارزش های اون جامعه را زیر سوال ببرم و عدم پذیرش قوانین اونجا اون باعث از این میشه که آدم یا تبعید بشه یا کشته بشه. خلاصه این چهار حکم است که دارم و آیه سوره مائده 36 اونجا ذکر شد و این که دوستا بخواهم برن از او آیت استناد بکنن گویا که هر کسی که از دین برگشت گردن زده شود این چیزی را ما نمیتوانیم از قرآن و حتی سنت نبوی آنچه که قویل و در اون قرآن شود با معجب شدیم و بخواهیم به تعمیم بتیم. آقای خلیلی شما از اهل تشیع تشریف دارین؟ آخه من از اهل سنت. خب آقای محترم استاد گرامی در بالا حضور دارن. بله من احترام دارم به استاد ما عطشون درست است این دفعه ما رد نمیکنیم که در منابع بس ما. شما دارین رد میکنین میگین نه چون این چیز استنباط نمیشه از اون آیت در حالی که رد است یکی رد است یکی در راستای حرف علما و پای که علمای کرام. آقای یوسف خلیلی عزیز، آقای یوسف خلیلی عزیز، ما درمی بحث، درمی خصوص نسبت به سخن شما، نه ای که سخن شما به اعتبار نادرست است. سخن رسیدیم مولوی، در این مورد به نتیجه رسیدیم مولوی جان. من میرم پایین، من میرم پایین عزیزم، امی آرمان را باز بالا کش کن. حتما حتما. ممنون شما یوسف خلیلی ارجمند. آقای آریای عزیز بفرمایید. درود جناب. اگر اجازه میدید خوب اجازه میدید چون که وقت مکم دارم برادر محترم. اگر میخواین که بحث نکنین جای برخص با صحبتتون شما داشته باشه صحبتتون رو ما بیتین ما از حضورتون برخص میشم. یک لحظه صبر کن خودت کار هستی عزیز دل خودت کار. من کار دارم دوست عزیز من کار دارم. اگر میخواین که بحث بکنین یک تن طرف شوید طول نمیکشه زیاد. یک لحظه حوصله کن زیاد طول نمیکشه گپای من عزیز دل. امیرم میخوام مشخص کنم برات بیغم باش به فایده ای تست. من چیز بگم برای خودت اول بگم یک نفر طرف برای من مشخص شود طرف طرف شما مشخص طرف شما مشخص وقتی طرف مشخص شما اجازه بدین برای طرف زحمت یک لحظه فقط اجازه بدین طرف برای نفر اجازه بدین که امروی ما صحبت بکنه آقای آریا یک لحظه اجازه بدین که من خواهشم اجازه بدین که آقای آریا هم صحبت شونه و لازم از یاد طول نمیکشه عزیز دل. درود به مولوی صاحب استاد کاوش عزیز هیوا جان و دشمن خرافات و عاطفه جان و آرمان و رحمت جان و تمام دوستانی که در لایف هستن امید که همگیتون خوش باشی. من یک خواهش دارم مولوی جان از خودت اصلا من میبخشی که البته دخالت میکنم مزاحم میشم اجازه بدین که استاد کاوش فقط و فقط و فقط استاد کاوش با امین جناب فطرت تمام صحبتاشون خلاص شود باز یک فرد دیگر بیاری بالا. من میدانم دوستان خیلی زیاد سوال دارن دوستان خیلی زیاد میخواین نظر خود را بگن و سوالات کنن یا یک چیزایی در فکرشان میاد. من هم در گفتگویتان میشنیدم ولی خب من سر کار هستم نمیتونستم بالا بیایم ولی میشنیدم. ببینی من هم خب خیلی چیزا و موضوعات یک دفعه یادم میاد میگم میره باید بگم ولی امی دخالت نمیخوایم بکنم بگذاری خودشان صحبت کنن. خواهشن امی دو نفر صحبتشان که تمام شد بعدش حالا هر کس هم میاری بالا که صحبت کنه. خیلی اینطور طاقت نمیارن کسایی هم که در بالا میگذاری باور که طاقتشون نمیاد. دست خود انسان نیست. وقتی یک کسی یک موضوعی را میگه که مثال حالا اکثر دوستانی که اینجا هستن مسلمان نیستن و وقتی یک مسلمان یک چیزی را میگه که از کتبشان خارج هست یک چیز از ذهن خود میگه مثل که همین شخص جلوتر هم یال آمده بود میگه خب کاملا برخلاف قرآن و احادیثشون میرفت. به این خاطر نمیشه تا قد مجبوری اینشه یک نفر یک گپ بزنم. لطفا اجازه بتینه که جناب کاوش اجمن با جناب فطرت عزیز صحبتشون خلاص شوه به یک نتیجه حالا میرسن یا نمیرسن حداقل دوستایی که در پایین هستن نتیجه بگیرن. بعد از او دقیق دوستا را اون هر کسی که خودتان صلاح میدونستی صحبت کنه. من زیاد وقت تانه نمیگیرم. استاد کاوش عزیز یک درود خاص و تشکری خاص که یک زحمت میکشی. تشکر. ممنون شما آقای آریا، آقای بانو عاطفه و آقای آرمان شما خوش آمدین. آقای کاوش عزیز با آقای فطرت ادامه بدین صحبت. آره جان دلم چون ایشان در اول در مورد زبان عربی قرآن هم صحبت کردن گفتن که ما نمیدونیم. اگر اجازه باشه یک مبحث
فرم قرآن داشته باشیم با ایشان بسیار کوتاه 5 دقیقه تمام میشه که ایشان رفتنی هستن، همین مبحث فرم قرآن را با ایشان باز کنیم. حاضر هستین بزرگوار؟ من آقای کاوش، آقای کاوش، من میدونم که خودت با الفبای زبان عربی هم آشنایی نداری، نمیدونی، اگر میخوای که بحث بکنی گوش کن برای من، فقط اگر میخوای که همراه ما بحث داشته باشی، اگر میخوای که بحث بکنی آقای هواد، اگر میخوای که بحث بکنی آقای کاوش، من از خودت یک سوال دارم که خودت خود مسلمان نیستی، نی اعتراف داری خودت یک مرتد هستی، همین من باور و اعتقاد خودت چیست؟ حالا یعنی بس بعد تو یک بار منبع باور خودت مشخص بکنم سوالتان را جواب میتم، ما که تو مزاحمت میکنم عزیز من، منبع باورم را بگویم بعد میرین در متن قرآن با من. زمانی که منبع باورت را گفتی باز ما دیالوگ ما تو یا مناظری ما تو شروع میشه. نه در متن قرآن میرین نمیرین با من عزیز من که تدلیس میکنی. خب من که در من که در زبان عربی قرآن سواد ندارم، سر در بحثی که عزیز من گوش کنین آقای فطرت نازنین، ما در مبحث زبان عربی قرآن سواد ندارم، با یک بی سواد حداقل بفهمانین ما را، میشه برین در اون آیت؟ یک بی سواد است و یک یکم کسی لطفا جان دلم برین به همون آیت، اگر شما که استاد هستین دیگه چرا باید از آیت قرآن بترسین؟ تو اگر بی سواد هستی ببین، تو اگر بی سواد هستی تو استفسار میکنی، شما ادعا کردی که من بی سواد هستم، بریم با همین بی سواد ولی با همین بی سواد بریم به قرآن، ادعای مناظره داری، اگر برای من جواب بده مسلمان هستی غیر مسلمان؟ نه من نامسلمان هستم عزیزم. تو نامسلمان هستی، منبع اعتقاد و باورت چیست؟ من که باور و اعتقادی ندارم عزیز من. نی با چی باور داری؟ با چی اعتقاد داری؟ باور نه، مسائلی که در زندگی ما هستن، خب ما مسائل را با عقل خود سنجش میکنیم، با منطق سنجش میکنیم و مسائل خوب را از بعد تفکیک میکنیم با عقل و منطق انسانی، شعور انسانی از ما. نیاز به با باور نیست. خا یعنی به این معناست که منبع باور و اعتقاد تو عقل است. درست؟ عقل منطق. خواه عقل و منطق منبع اعتقاد و باور تو هست. پس من یک سوال میکنم از خودت، سوال من را جواب بده، بازر سوالی که داشتم حالا بریم روی مبحث قرآنی بعد میایم دیگه. یک سوال من را جواب بده، باز میریم روی هر بحثی را که تو آغاز میکنی من در خدمت. بفرمایید چه سوال کنی. من حاضر هستم به صد سوالتان جواب بدم. که منبع عقل تو ببین، زمانی که منبع اعتقاد و باور تو عقل و منطق است، تو با منطق و با عقلت همه چیز را به اصطلاح منبع و با اعتقاد خود قرار دادی، منبع اعتقاد تو است. پس در یک خانه دو تا برادر هستن، دو تا برادر هستن و یک تا خواهر هستن. ادعایشان در مورد سر یک خواهر آغاز میشه، یکش میگه من با او نکاح میکنم، ازدواج میکنم، و یکش میگه من ازدواج میکنم. در حالی که ازدواج کردن با خواهر یک بحث عقلانی، عقل سالم میگه نیست، ولی زمانی که دو تا نفر دعوا میکنه عقل کدام زیر مومن به قرار بدیم؟ عقل کسی که میگه که من میگیرم یا عقل کسی میگه که نه درست نیست؟ عقل کدام از این مومن؟ همون مسئله قابل و قابل از دیگه درست است؟ اصلا خلط نکن. نه خب همون مسئله از قابل و قابل آمد دیگه. بشه بفرمایید. بس دور بگذار، بازور مطرح میکنیم. نه من فقط گفتم مثال اصلیش رو بگین که ریشه در دین شما است، ریشه در دین شما داره، نه باورهای ما، نه باورهای کسانی که شما میگین اعتقاد دارن. حالا بفرمایید. در اونجا اون بحث اعتقادی دین ما نبود، یک ضرورت بود و الله متعال حلال گردانیده بود که تو با انسان امروز پیدا شدی یا ما پیدا شدم. حالا از نفس برادر پیدا شدیم ما. یعنی در یک خانه دعوای بین دو تا برادر نزاع پیدا میشه، عقل کدام اجرا ما معیار قرار بدیم؟ تو میره جواب بدی باز میریم بسرا. بسیار خوب عزیزان، جلو مایکتون را دوستان مایکتون را ببندید، مایکتون را ببندید و اجازه بدین که امین آقا سوال کرده، ما سوالش را جواب بدم، بعد ببرمش بالای قرآن. تو اینها شرط میگذارن با ما قرآن را باز کنیم امروزشون، شرطش هم قبول کردم. حالا ازتان من خواهش دارم که بحث را دور نمیبرم، من نقطه خودم را معرفی میکنم، بعد چیکار میکنیم؟ بعد میریم به طرف آیت قرآن.
و نکات شما را اجازه بدید که معرفی کنم که شما بعدن یا شما ما میپرسم این سوال را میکنم همین سوال را شما ما میپرسم با همین سوال شما هم جواب میدین آقای مرادی ما باز نکنید ما جوابیم دوست دوستان همین سوال را ما جواب میتم همین سوال را از دوست عزیز ما جواب میخواهیم درست است آقای فطرت بعد میریم برای قرآن درست است لطفاً یک لحظه ببخشید چون همین عزیز ما کی از بالا و پایین میره خب ببینید آقای فطرت در یک خانه شما میگیم یک خواهر و دو برادر قرار دارن با هم دیگر چگونه هست مسئله مسئله این است که هر کدام از این برادرها میل دارن که با خواهرشان ازدواج کنن یا رابطه داشته باشن یا شکلی که همین سکس های عجیب و غریب در متاسفانه در ذهن شما هست من نمیدونم چرا در ذهن من این سوالات نمیگردن حالا ببینید انسان خانواده سالم پدر و مادری که برای اولاد خود تربیه سالم از دوره نونهالی و کودکی میته در اون خانواده چنین سکس های عجیب و غریب در ذهن فرزندان و در ذهن مرد و زن اون خانواده نمی باشه تا اینکه طرف جنون جنسی نداشته باشه فردی که علاقمندی به خواهر خود داره از نظر شخص خودم من برایتون میگم این فرد باید به روانشناس چیکار کنه کاوش چرا سفره گیری آقای کاوش چرا به حاشیه میری سوال ما مطلق جواب بدی بر من نصیحت نکن مطلق را اینجا با من نصیحت کرد در جواب بدی سالم بودن ببینید یک فامیل را تو از کجا گرفتی بحث ما تو سر عقل است بحث ما تو سر تربیه سالم نیست حالا من میام تو اینجا از داشته های ما استفاده نکن بحث ما تو سر عقل است که عقل کدام یزیر تو مایا داشته های شما دنبال تربیه سالم داشته های شما که داشته های ابو حنیفه است گفته شما میتونید با خواهرتان ازدواج کنید عزیزم چرا گفته چرا دروغ میگی اجازه بدین یک لحظه عزیزم اجازه فرما چرا دروغ میگی حالا برات گفتم که حالا چرا دروغ میگی یک لحظه چرا دروغ میگی برو اجازه بده که من بیارم عزیزم که در کجای ما با حنیفه گفته که با خواهرت ازدواج کن اجازه بده که من بیارمش لطفا خب نه من ایرم برات میگم اول تو ایره پاسخ بده که عقل کدام از ایره معیار قرار بدیم بعد میریم دنبال چی؟ دنبال ادعای دروغ تو کردی به امام ابو حنیفه نه اجازه بده که اول ادعای دروغ بسته کردیم برای من برات پاسخ بده جان دلم همین جایی که گفتی چرا دروغ میگی اول امیرم بیارم برای شما درست هست؟ نه تو یک دفعه ببین بحث را به حاشیه نکش خب حالا من چی کار کنم؟ خدا من سردرگم هستی اصلا چی کار کنم ما برای تو؟ تو یک بار جواب بیتی تو یک بار جواب بیتی که عقل کدام از زیر تو معیار قرار میتی بعد میریم دنبال مسئله بعدی تو چرا خلط موضوع میکنی؟ خب پس گوش کن دیگه من وقتی جواب میتو مداخله نکو دیگه تو مبرت میگم آقا برای ما جواب بیتی که کدام عقل کدام یک از اینها را ما معیار قرار بیتیم تو برای ما در اینجا بحث تربیه سالم را مطرح میکنی تو بحث عقلانیت را به تربیه سالم میبینی آقا اگر تو واقعا میخوای بحث بکنی بحث تربیه کجاست بحث عقلانیت کجاست من از خودت میپرسم عقل کدام زیر ما معیار قرار بیتیم تو میری بحث تربیه سالمی که در یک خانه اگر یک کس اولادش سالم تربیه بکنه این بکنه آن بکنه چون این کار سکس را در نظر نمیگه حال بالاخره یک نفر اولادش سالم تربیه نکرده اینه میتور تربیه کرده دو تا برادر دعوا میکنه یکیش میگه ما ازدواج میکنیم یکیش میگه مسئله اقلانی نیست دیگه عقل خدا به زیر ما معیار قرار بدیم بسیار خوب پس گوش کن عزیز من سوال میکنی چرا گوش نمیکنی بس ما مقاصر اقلانیت هست اینا بسیار سوال میکنن جواب نمیکنن گوش کن مدیر صاحب بزرگوار کسی که برنامه را مدیریت میکنی همین آقا را از کوک بکش از برق بکش یا چی رقم سوال کردم میخوام جواب بدم اجازه نمیده چیکار کنیم ما با این آقا امیره بفهمانیم نمی خواهی اگر می خواهی بحث را واقعا اگر می خواهی بحث را دنبال بکنی یک کسی به کار است که برای تو بفهمانه تو را آگاه بسازه که بحث را با بحث عقلانیت را با بحث تربیه خلط نکن من از تو سوال کردم آقا اینجا دوستایی که هستن 700 نفر بیشتر بیننده هستن بحث ما سوال ما از خودت مطرح هست سر عقلانیت عقل کدام از زیر معیار قرار میتی برای ما جواب بگو که عقل مثبت عقل منفیش مایکت را ببند دیگه کار ما جوابت را بتوم عزیز من
مایکت باز است مزاحمت میکنه برای ما. خب ببین عزیز من، همین تربیه‌ای که ما میگیم، تربیه انسان هفت بار سوال را تکرار نکو، تربیه‌ای که مادر و پدر توسط عقل خود، توسط عقل خود عقل ایجاب میکنه که مادر و پدر برای فرزند خود تربیه بدن که تا چشم به خواهر خود مثل امام ابو حنیفه نداشته باشه. عزیز برادر، حالا وقتی تربیه، منبع تربیه خوب و منبع تربیه زشت عقل و عدم عقل هست، شما میگین تربیه را مطرح نکو، چرا؟ چون ربطی نداره این مسئله. آقای کاوش من از خودت پرسان سوال مشخص است. بالاخره در یک فامیلی، در یک فامیلی بی تربیه سر میخوره که یک برادرش خواهان چنین موضوع ارتباط جنسی است و برادر دیگهش مخالفش است. هر دو برادر را از دست یک مسئله سر خورده. اصلا کدام از اینا تو جواب را گوش کن. هر دو برادر را از گوشایشان میگیرم، از گوش اولش و از گوش دومش میبرم به روانپزشک تسلیم میکنم. بفرمایید. این تصمیم ما توسط عقلم، هر دو برادر را از گوشش میگیرم به روانپزشک تسلیم میکنم. زمانی که دو تا برادر را میبری به روانپزشک تو تسلیم میکنی، بله، اگر دو تا برادر تو را به روانپزشک ببرن چی میگی؟ عزیز من، حالا داریم برادر آقا تو دیوانه هستی، اونا ببرن، ما را ببرن. فامیل تربیت شده، با ما انس داره، با ما خو داره، عادت داره، پس چرا با کسی دیگر ازدواج بکنه؟ اونا میخوان تو را ببرن به روانپزشک، با چی کار میکنی؟ چه پاسخ میدی برشون؟ پس گوش کن، حالا با سوال کردی، سوال دومت، بزرگوار، وقتی کسی میل به خواهر خود داره، میل به مادر خود داره، میل به اعضای خانواده خود داره، این مسئله ما برای شما گفتم چرا غیر عقلانی هست. حالا مجبور هستم باز برای شما تشریح کنم که چرا غیر عقلانی هست. یک بار دیگر براتون تشریح میکنم. ببینید، ما اعمالی داریم در بین انسان ها، در اجتماع، در خانواده. آقای کاوش، زمانی که آمدی عقل را منبع قرار دادی، زمانی که آمدی عقل را منبع قرار دادی، چطور عقلانی میگی؟ ولی یک آدم خدایش اینه میخواه کارا بکنه. یک افغان جنگی دومی است برای ما. تشکر عزیز من، من حرفی ندارم. استاد ارجمند، یا پاسخ شانی بود که گفتن که عقل هر دوی از او مشکل داره، تکلیف روانی دارن، کسی در یک جامعه سالم با خواهر خود ازدواج نمی کنه، اینا را می کشونم می برم پیش دکتر. آقای مولوی، بسیار بسیار پاسخ واضح و پاسخ درست خود ارائه کردی. اول بحث حرمت یا قباحت یمی که ارتباط جنسی یا رابطه جنسی یک نفر با خواهرش را ما ای را قبیح می دانیم، منبع از ای را ما عقل قرار می دهیم. پس بحث در اینجاست که آیا عقل کدام انسان در جامعه معیار هست؟ عقل کدام انسان در جامعه معیار می باشد؟ عقل کسی که تقاضا می کنه فلسفه می گه، دلیل می گه، می گه خواهر من در خانه تربیه شده، از ما کده بیشتر به یک کسی دگر یعنی مهربانتر نیست، خو و عادت و تماما چیزایش ما بلد هستم. آیا ما به این سزاوار هستم یا یکی به یک جوان دیگری که با او اصلا چی نداره با او، ولی خواهرش هم بینمی گبرازی هست؟ پس کدام، بر اساس کدام عقلانیت زمانی که شما منبع اعتقادتان عقل قرار میدین، برین بگین که نی خلاص کاری از او هست؟ میگه بابا تو چی کاره هستی که تو بیای عقلت را معیار قرار بدی و عمل کرده ما را یا گرایش ما را بیگه تو او را غیر معیاری قرار بدی، غیر عقلانی بگویی؟ مسئله را ما پیشتر برشان نقشه کشیدم که تفکر انسان دو تا جهت داره. ما حتی باور میکنین دندانای مانده میشه از بس به اینا دلیل میارم، اینا را کوشش نمیکنم بفهمن. بعد در اون قسمتی که ما کوشش میکنم کلام منعقد شد، باز مایک باز میکنن، یک بار باز خیز میزنن اینها و باز هم همه چیز برهم میخورن. واقعیت مشکل هست. ما پیشتر برای شما، به شما دوست بزرگوار گفتم، مسئله منطقی و عقلی، یعنی ما منطق احمد و محمود داریم جداگانه. احمد منطقش جداست، محمود منطقش جداست، زن منطقش جداست، مرد منطقش جدا هست. نه بزرگوار، منطق مثل ریاضی، منطق ریاضیوار است. مثل که میگیم دو و دو چهار میشه، برای احمد هم چهار است، برای محمود هم چهار است دیگه. مثل این عملی جمع ریاضی است مسئله منطق.
حالا ما برای شما دلیل آوردم. شما اینقدر نمیدانم چرا سکس های خانوادگی برایتان جذاب و جالب هستن. حالا دلیلی را که ما آوردم شاید برای سکس های خانوادگی برای شما جالب و جذاب هست، چون میدانین که ارزش ها پیش ما محترم هست. تیک تاک آمدی عزیز من، جزء محترم میدانیم در کدام شبکه فعالیت دارد که اسلام را تبلیغ میکردی؟ ولی که خودت میایی منبع اعتقاد و باورت را عقل قرار میدی، هنوز هم تعبیر درستی از عقل نداری. متاسف هستم برای خودت. جان دل اجازه بدین یک لحظه مایک تنظر. صدای مرغاوی میای، صدای چی میای من نمیدانم. آقای کاوش عزیز، هم توضیحی که شما از پروسه مغز که فکر است دادین و گفتین که ای به دو طرف میره، یکی عقلی و یکی غیر عقلی یا غیر منطقی، فکر میکنم امو بخش با آقای فدرت باز بکنین، نگه زمد نمیشه شاید موضوع باز شوه، گره باز شوه، در که در او قسمت بستان آقای فدرت نبودن به فکر. ببینیم مسئله رابطه من هستم آقای مولوی، زمانه که یادم میخواهه منبع اعتقاد این با یک مجیری مثل پویان یا درکی را مدیریت کنه. خب پویای را رحمت عزیز، استاد رحمت گرامی ارجمند، ما میره به خاطر که واس شو و کمک چی یک مداخله میکنم. استاد فطرت عزیز، موضع آقای کاوش در این قسمت ایست که فکر یکی از پروسه های مغز است و فکر منجر به دو شاخه میشه، یکی عقلی و یکی غیر عقلی. او بخش کارهایی که مناسب است، سالم است، در یک جامعه درست است، نظم و آرامی یک جامعه را منجر میشه، در شمار کارهای عقلی میره و قتل، کشتار، ازدواج با محارم و از جمله اینا موارد است که در کتگوری غیر عقلی طرفشان اینجاست. یعنی اگر قرار است که نظر به مثال شما هم خواهر و هم دو برادر علاقمند هستند با هم ازدواج کنند، پس اینا دنمو کتگوری غیر عقلی قرار میگیرن و اینا روان سالم ندارن، باید برن به روان پزشک. آقای مولوی، من درک میکنم، متوجه باشین. من زمانی که از کاوش پرسیدم که منبع اعتقاد و باور شما چی است، گفت عقل و منطق. پس ما آمدیم مشخص سر عقل و منطق دو تا آدمی که یکشان یک خواهش دارن و چیز دیگرشان دیگر خواهش دارن. ولی حالا بحث مسئله همخوابگی با خواهر یا همخوابگی با مادر یا قرابت مثلا سکس و غیره و غیره با محارم را اگر از لحاظ عقلانی ثابت بکنی، بلکه برخلاف ثابت میشه به اصطلاح عقل شما، تا زمانی که بر از این منبع دینی نتی، تا زمانی که بر از این مقدسات را دلیل نیاری، از کجا میشه یک نفر میگه من خواهرم از در یک خانه است، با ما تولد شده، با ما رشد کرده، پیدا کرده، با ما بزرگ شده و در عادت‌ها یکدیگر خوب بلد هستیم، میخوام با او ازدواج بکنم و خواهرش هم در این رضایت داره. شما از کدام عقل میایین عقل از او را به اصطلاح معیار قرار نمیتین میگین که این عقل از این محکوم هست؟ آقای فطرتی و این کاری ازی که میکنه خلاف عقلانیت است. آقای فطرتی عزیز، من مداخله من فقط به خاطر به پایان رسیدن بخش حرفایتون است. اینا موقف نیست که اونمو غیر عقلی نیست. مولوی عزیز، در همین قسمت نمیدانم، حالا نمیدانم که امکانش وجود داره یا نه که من هم یک مقدار صحبت بکنم. خواست نمی سوال خواهش میکنم، بفرمایید. با معذرت دوست عزیز دکسترا، که من فرصتم به پایان رسیده، از حضورتان مرخص میشم. دوستای دیگر که هستن شما بحثتون ادامه بیتین. آقای رحمت، اجازه بیتین. آقای رحمت، من یک سوال کوتاه دارم، یک سوال مولوی جان، یک سوال. ببینین آقای رحمت چرا این مسئله را رفت؟ به هر صورت یک چیز ما بگویم پویاسب. آقای رحمت عزیز، اگر هنوز پای لایف هستین، این حرفی مرا شما خدا کنه که ناشنیده نروین. ما به شخصیت شما، به علمیت شما، به توانایی شما نیاز داریم. امیدوار هستیم که دوباره در برنامه برگردین و همچنین یک بحث خوبی داشته باشین روی موارد مختلف. خوش آمدین آقای پویا، خانم عاطفه و دیگه دوستانی که حضور دارین. قبل از اینکه صحبت کنین، کاوش عزیز،
سپاس به پایان که وقت گذاشتی در لایف ما آمدی. من حیث یک خواهش دارم، من حیث یکی از افرادی که اینجا 4 ساعت 5 ساعت از در برنامه تان هستم، همین یک عالم لوفر از در اینجا به اسم بابا امیر ریموش کنین از روم لطفا، همین دورش کنین. دکستری عزیز دوستا مدیر ریموف کنم این انسان، همین لوفر ریموف کوی ارزش نداره جایی که مستم حضور داشته باشه. برو بابا جان پشت کارت. تشکر. من از میدونستم که لوفر کی است. کاوش عزیز بالا عکسای ما در پروفایلش هست، این طرف میده و اون طرف میده و دهنش کف کرده نام ما را گرفته. خوش اومدی به لایف ما. آقای محمد جان یک دقیقه، محمد عزیز خواهش من یک دقیقه. نوی جان آزادی بیان است، اینقدر آزادی بیان گپ میذاره باید محترم یک فرصت بده. کاوش عزیز خوش اومدی به لایف ما، ممنونت، سپاس از وقتت. صادقانه بگویم از اینکه وقتت به لایف ما دادی و بحثای داشتی، ما استفاده بسیار زیاد خوب کردم، هم از لایفم هم از امی صحبتای از وقتم که سپری شد، و همچنان باورمند هستم که دوستانی که بحث را دنبال کردن اونا هم موارد زیادی را فرا گرفتن و موضوعات زیادی برشان بیشتر واضح شد. طبعا از شما سپاسگزار هستم. قبل از من یکونه ادعایی را که در مورد ابوانی حالا مجبور هستی که تو را هم بایکوتت کنم، زنم را هم کس کنم. بفرما، اینا کلش بایکوت هستن، همین گروه فحاش 6 نفر اینا بایکوت هستن عزیزم، ما جایی که هستم لطفا اینا را نیارید. همین حکم فقهی امام ابوحنیفه از کتابشان بخونم اگر اجازه باشه، بعد دوستان صحبت کنن. بسیار کوتاه هست. دوستان عزیز یادداشت کنین کتابشان را، کتاب المحلا از ابن حزم اندلسی یا امان ظاهریشان، علی ابن احمد ابن سعید امان ابو محمد در کتاب المحلا نوشته جلد 11 هم صفحه 253 و 254، این از رفرنس اگر میشنوه صدای مره. چی گفته؟ ابو حنیفه گفته است در هیچ یک از موارد حد جاری نمیشود، یعنی زنا نیست. همچین اگر کسی با مادری که او را به دنیا آورده و نیز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر و دختر خواهر خود ازدواج کند، در حالی که میداند با آنها قرابت دارد و نیز میداند که این ازدواج حرام است و در حین آن به آنها نزدیکی کند، فرزندی به دنیا میآید به پدرش چی میشه؟ ملحق میشه. مهری که تعیین شده واجب از داده شود و فقط شخصی که این عمل را انجام داده با کمتر از 40 ضربه شلاق چی میشه؟ تعزیر میشه. یعنی میتونه با خواهر خود ازدواج کنه، برش پول بده، امرش سکس کنه و پسر به دنیا بیاره. تمام شد. ما همینجا یک جمله دیگه بگویم. دوستان عزیز اگر یک چنین موارد در کتابای ما سنی ها وجود داره، چرا از منظر ما تا اکنون پنهان مانده؟ و اگر یک مورد است که باید از منظر مسلمانان پنهان بانه، پس چرا در کتاب حضور داره؟ باید از کتاب هم کاملا برداشته شود، دور شود. و اگر نه، منبع درستی است، در کتاب درست است و یک چنین حکم جاری است، چرا نه در مکتب، نه در دانشگاه، نه یک روز یک عالم بزرگوار در مسجد و نه هم در خطبه جمعه یک چنین مورد بر ما بیان نداشته؟ ممنون شما محترم. دوستان عزیزی که صحبت دارن بفرمایید. امیرها وقت نظر میگیرن جان برادر، امیرها وقت نظر فقهی میارن از امام اعظم میارن. حالا اگر بگی این حکم فقهی روایت نیست، از زبان محمد نیست، این از زبان امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت یا امان امام اعظمشان هست که 85% مسلمانان اهل سنت یعنی قلادهشان در از نگاه فقهی در دست چی کسی هست؟ در دست امین امام اعظم هست. امام اعظمشان گفته میدونید با خواهرتان رابطه داشته باشین به شرطی که پولش رابطه. اگر پول دادین به خواهرتان امروش سکس کردین کاری نیست، بچه هم اگر تولد شد بگیرینش پسرتان را افتخار کنین، شانه به شانه امروش بگردین اگر جوان شد. بعد اینها میان میگن شما با خواهرتان سکس میکنین. سپاس گلم. ممنون شما محمد جان. قبل از اینکه صحبت کنی آقای کاوش، تا فردام دی لایف بانی لایف، همه چیز در خدمت شما و هر دوست مسلمانی که علاقمند است با شما بحث بکنه قرار داره و هست، و اگر میخوای بروی ممنونت، خوش آمدی، امیدوار هستم باز هم وقت بگذاری و بیای با دوستای ما صحبت کنی.
یک دقیقه من میتونم صحبت بکنم یک دقیقه مولوی صاحب که ما مجمد یه نقطه به حرفای کاوش عزیز اضافه بکنم فقط نظریه وسترمارک هم در این باره آمده است که بین قبایل استرالیا داشته تحقیق میکرده در مورد اینکه چرا ازدواج محارم شکل نمیگیرد. ایشان گفتن نظریهش این است که همزیستی باعث دفع شود میشود، یعنی اینکه یکی از علتاش همین است که همزیستی، حتی در اون قبایل اون قبیله رفتن با قبیله های دیگر ازدواج کردن چون اون قبیله ها با هم همزیستی کردن و این همزیستی خودش باعث دافعه می شود. این از این لحاظ. و اگر وقت داشتم در مورد سوره احزاب آیه 55 هم یک توضیح بدیم که بازم الله بعضی چیزا را فراموش کرد. خب دقیقا همین مسئله بود. ببینین در فروید و ووند اینا کتاب های را نوشتن، خصوصا کتاب توتم و تابوی فروید را اگر بخونین تحقیقات خود را در مورد عظیم سکس محارم در قبایل خیلی دور افتاده انجام داده، یعنی برگشته به سالهای قبلی و رفته توتم و تابو را در اونجا دیده که در اون جامعه توتم چی هست تابو چی هست. یکی از مسائلی که توتم بودم همون است که یک فرض بگیریم درخت را توتم میگیره و بعدن هر کسی که اون درخت توتم میگیره حتی اون دو فرد ولو که هیچ قرابتی هم نداشته باشن نمیتونه یک با هم توتمی خود ازدواج بکنه. این مسائل خیلی بر میگرده به قبل و هیچ ربطی به این آیین و دین و این مسائل نداره. یک قرارداد اجتماعی هست، انسان ها هستن توتم، حتی قوانین وجود داشته که داماد نمیتونسته که خوشوی خود را ببینه، زمانی که خوشویش میآید داماد گوشه میکنه خود را، یا در بعض قبایل قوانین وجود داشته که اگر خواهر و مادرش در درون خانه باشه پسر حق نداشته که داخل خانه شوه، از بیرون میپرسیده، از بیرون صدا میزده که برای مامون کاسه را بیار و اون کاسه را در بیرون میمونده و پسر از بیرون میگرفته تا اینکه پدرش برگرده خانه، شب که پدرش برمیگشه از کار یا از مزرعه بعدن اون پسر حق داشته که وارد خانه شوه که مادر و خواهرش هست. این مسائل خیلی خیلی ارتباط به خدای ادیان ارتباط به این مسائل نداره، یک قرارداد اجتماعی است. کتاب توتم و تابوی فروید را فراموش نکنید عزیزان، بخونید. مذهب خیلی بدتر شده دکستر عزیز. ما ببینید که حضرت ابراهیم که با خواهر خودش ساره که هر دو از فرزندان تاره بودن ازدواج میکنه، وقتی که میره مصر در اونجا در مرز میگوید این خواهر من است، اونو نمیکشن چون میدونستن که خواهر و برادر با هم مصری که کافر بوده، اونا میدونستن که خواهر و برادر با هم ازدواج نمیکنه. این یکی از نشانه هاش که در قرآن هم هست. اجازه با شما مرخص شوم از حضورتون اگر دوستان از من سوالی ندارن. من سوال هم ازت میکنم. سوال دارم. اتر از خودت کوجان در وقت در مباحثه را مخم چند ساعت است که گوش کردم. خود در جای میخوایم صحبت کنیم. آقای محمد. آقای محمد. نوبت صحبت کنین. آقای محمد. نوبت آقای محمد بنابراتتان صحبت کنین. مولوی صاحب محمد جان اجازه بدین خانم عاطفه دیریست که منتظر هستن صحبت بکنن، بعد بنابرات صحبت داشته باشیم و فضا رو بسته کنیم. دوستان عزیز اگر شما دوست داشتین بس بکنین من در خدمت هستم، اگر خواستین که برایم بازم بفرمایید. خانم عاطفه عزیز درود احترام به شما و شنونده های شما، همه کسایی که در این جمع هستن و میشنوند. من حیث یک زن امروز افغانستان از این مقطع زمانی من سوال دارم از اسلامیستا که آیا چطور از دیدگاه امروزی و از دیدگاه آن روزی اگر اونا خودشان حاضر هستن برای من جواب بدن دختر 9 ساله که به نام عایشه ازدواج میکنه با حضرت محمد پیامبر اسلام در سن 54 سالگی، آیا جواب دارن برای ما اسلامیستا مسلمان ها؟ و هم از آقای کاوش از حساب عقلانی و علمی میخوایم بدانم که کسی که طفلی که به اتر وحشت و دهشت با یک مرد پیرزال در بستر میره، به هر عنوان که میره زن یک مرد پیرزال میشه به نام محمد در سن 54 سالگی، آیا حق و جوابگوی ای دختر بی بی عایشه کی است امروز؟ ما میخوایم که محمد در دور میز قضا امروز جمع کنیم و اسلامیستا صدا بکشن که این کار چرا صورت گرفته و امروز
هزارها میلیونها طفل ما در افغانستان در کشور اسلامی به می کثافت مرداری سوء استفاده میشن، تجاوز میشن و زن یک مرد 45-55 ساله و اینا میشن. این جواب باید بر ما اسلامیستا بدن. این جواب از قبل داده شده، خودت خواستی. تشکر بانو عاطفه. آقای پویا بفرمین دوست گرامی. بله سپاس مولوی عزیز، درود و خیر خدمت همه عزیزان که ما را شنونده هستند. بحث های خوبی صورت گرفت، بسیار یک لایف زیبایی بود، یکم خوب شد. حالا من میپذیرم، واقعا عالی بود، لایف خوبی بود، بحث های خوبی بود. مسلمانان عزیز آمدن صحبت کردن، صحبت های خوبی اینجا شد، کسانی آمدن که واقعا باید با اینا صحبت میشد. ولی ببینین مولوی عزیز، شما یک حرف را پیشتر گفتین، بسیار حرف زیبای هست که من خودم هم باور به این حرف دارم، این حرف را میپذیرم و بارها هم تکرار کردم. شما فرمودین که اگر این منابع در کتاب های ما هست، خب چرا برای ما گفته نشده؟ اگر گفته نشده، خب چرا ما باید نخوانیم اینا؟ میایم که اینا را مطالعه کنیم، بعد اینا را بررسی کنیم. اگر منطقا لانن ما اینا را بپذیریم، برای ما قابل پذیرش هست، خب بپذیریم. اگر نیست بین دربارش فکر کنیم، حداقل اگر مسلمان باقی میمانیم، خب کوشش کنیم همین منابع را دربارش فکر کنیم، یک اجماع تشکیل بتین، مسلمانان جمع بشن، اینا را از کتابا حداقل حذف کنن. ببینین چند نفر اینجا آمدن، مسلمانان عزیز، و باور به این دارن که فردی که دین خود را رها کنه باید قتل کشته شود. آیا توی مسلمانی که از دینت آگاهی نداری، تو هم به این باور هستی؟ آیا تو میپذیری که باید فردی که نخواسته باشه مسلمان باشه باید کشته شود، سر روز برایش مولد داده شود؟ خب این مسائل هست که مسلمانان عزیزی که از دین خود آگاهی ندارن اینا رو نمیدنن. بعد این دوستانی که من اینا رو دین فروش میگم یا دکاندار دین میگم، دکانداران دین بعد میان اینا رو قبول میکنن این مسائل را. آقای امین، آقای فطرت بودن، رحمت بودن، برای کاوشان گفت مرتد هستی، ملحد هستی، تو باید چی شوی؟ تو باید کشته شوی. ببینین برادر، در این ارتباط یک لحظه دوست عزیز، وارد میکنین باید درست دقیق بفهمینم به موضوعه. وقتی که قرارداد من برای کی وارد کردم؟ شما با آقای فطرت همینجا خودشان حضور داشتن، صدایشان هم ثبت شده اینجا گفتن. بعد ویدیو ها میبرای دوستان بخواهیم. نه خب من اجازه وقتی برای شما اجازه نمیتونم، من کسی نیستم که به شما اجازه بتونم. خودش یک پوینت منفیست. آقای دوستی عزیز، اجازه بدین که صحبت های آقای پویا و پویان بفرمین. ببینین آقای دوست متفکر، در همینجا دو سه ساعت ما این صحبت ها را شنیدیم و بعد حالا ما آمدیم میخواییم دو دقیقه در همین باب صحبت کنم. این صحبت ها یک بررسی که من داشتم، همین بررسی ما بود. حالا شاید بررسی شما فرق بکنه با بررسی من. شما میتونین دیدگاه خود را بگوین، هیچ مهم نیستن، نیاز نیست که شما مایک باز کنین بالای ما حمله بکنین. سپاس مولوی عزیز، سپاس از کاوش عزیز، از تمام عزیزان، دکستر عزیز، از همه عزیزان سپاسگزاری میکنم. گرامی خوش اومدین. دارین عزیز. آقای محمد عزیز بفرمایید خودت. بله سلام، تشکر برادر نوید. اعتراض ما خوب با سار کلش گوش کردم. نام نمیگیرم، بعضی کسا هستن که بسیار با خطا گپ میزنن و کوشش میکنن، فکر میکنن که با با خطا گپ زدن و غالمغا کردن یا برنده هستن. بعضی چیزا بسیار آسان است. خودت همی نوی جان پیشتر گفتی که چطور برای ما درس نداده شده بعضی چیزا. نی اگه عقل که ما که هیچ عالم دینم نیستم، این رقم میفهمم که هر چیز خلاف قرآن باشه قابل قبول نیست. امام زمان گفته یا امام هر امامی که گفته باشه، اون که در قرآن خلافش آمده او قابل قبول نیست. رسم چی بود محمد؟ خلاف قرآن باشه قابل قبول نیست. دیگه ایران که بیم کتاب ریفرنس بتیم، از ریفرنس شام صحیح نفهمیم، مانای شام صحیح نفهمیده باشیم، با فریبکاری مردم او به درد نمیخوره. محمد جان عزیز، هدف این بود که اگر یک چنین موارد در منابع ما و شما هست، وجود دارد، حتیش مورد تایید است، چرا به ما نیاموختن که برادر یک چنین کارا هم شما میتونین بکنین؟
و اگر هست و جنبه اجرایی نداره یک چیزی بفایده است، چرا اونجا هست؟ اصلا پاک بکنن، حذفش بکنن از اونجا. اول خو نیست، اول دیگه مانا داره. اگه علمای دین بیره اول تا این تشریح میکنن یک، و دوم فرض میکنیم همی باشم چون خلاف قرآن است، هیچ قابل قبول نیست. جواب خود ما گرفتیم دیگه. اول متور کس برای ما قرآن از میشان است، حتی حدیث پیغمبر که خلاف قرآن باشه قابل قبول نیست. تو گرفتیم آقا محمدی عزیز، اما ببینین بر ما کتاب دارن به نام صحیح مسلم، صحیح بخاری. یعنی این کتاب ها در پیشانیش نوشته صحیح. این صحیح بخاری صحیح است که از حدیث هم دفاع میکنن، درست است. مگه می خود صحیح بخاری منو بده که کامتی گپ ازد که با خواهر خود ازدواج کنه کسی؟ این خود در یک کتاب صحیح مسلم هم نیست، صحیح بخاری نیست. و اگر باشم، ایانا باشم، بازم گفتم که خلاف قرآن باشه قابل قبول نیست. خودم خود صحیح بخاری میگه چیزی که خلاف قرآن باشه شما نگیرین قبول نکنین. خدا داره نمیدم کتاب در موردش اجازه است. ببینید جان برادر، این مسئله فقهی هست. مرد مسلمان قرآن را نمیدانست، رفته با خواهر خود ازدواج کرده، فرض میکنه، یا میدانست رفته با خواهر خود ازدواج کرده، حالا عمل انجام پذیرفته، قرآن گفته نکنین، نگفته اگر بکنین ما شما را میکشیم یا باید کشته شوین اگر بکنین. نه، اسلام فقط گفته نکنین. اسلام میگه شراب هم نخورین. نصف مسلمان ها شراب می نوشن. اسلام میگه مثلا به نظر خودتون، اسلام میگه دروغ هم نگوین. زیادترین دروغ در کشورهای اسلامی گفته میشه. خب ببین جان برادر، ما صدها دوست در کشور اسلامی داریم که مال مسلمان را دزدی میکنه. اما مسئله ازدواج با خواهر و برادر در اسلام فقط حرام شده. حرام شدن به این معنا نیست که باید طرف چیکار کنه، اگر بکنه کشته شوه. حالا کسانی انجام گفته اگر دادن باید با اینها چی کار شوه. امامتان ابو حنیفه، کتابی که شما میگین اسم کتاب را اینها درست گرفته نمیتونن، کتاب المحلا، شما تلفظ کنین درستش را بگین اگر من اشتباه کردم. اصلا اسم ابن حزم را شنیدین؟ ابن حزم اندلسی را نشنیدین دیگه نازنین برادر؟ شما میگین استادان ما جان دلم اجازه بدین. حالا این حکم بعد از انجام عمل آمده. ما در افغانستان مردی داشتیم که با دختر خود 4 بار سکس کرده بود، دخترش 4 تا کودک داشت، بار پنجم حمله کرده بود، دخترش به سارنولی و به دادستانی شکایت کرده بود که پدرم با ما سکس میکنه. مرد مسلمان، نمازم میخواند، ریش خودم مانده بود، سرواز بیخی مسلمان ها باری بود عزیز من. خب در این حالت حکم فقهی چی است در نزد شما اهل سنت؟ این مرد باید امروش چی کار شوه؟ امامتان ابو حنیفه گفته هیچ کار نشه. اگر تانستین 100 بار 40 تا تازیانه بزنینش، یعنی شلاق بزنینش، مهریه یا امان اجوره را بگذارین به خواهر خود بته یا به دختر خود بته. اگر طفل داشتن طفلم به پدر داده میشه. عزیز من تانوز نمیدونی حکم فقهی بعد از عمل آمده، نه اینکه امام ابو حنیفه گفته باشه برین این کار را انجام بتین. میشه این فتوای امام ابو حنیفه چی شوه؟ من حیث یک عادی ساختن این مسئله شوه برای شما. بله میشه از این نگاه. نمیشه. اول خو خلاف قرآن است، قرآن از ایشان گفته. بازم میگی خلاف قرآن است. تشریح میکنم خلاف قرآن صدها عمل شما هست. یا به خود نمیشنوی. خوش گفت. نه تو باز تکرار میکنی همون حرفی که من برات میگم. حالا من دوستام گفتم قانمغول میتونی گپ کسی دوست کنی. اول خلاف قرآن است. محمد جان محمد عزیز، حرفت به پایان برسان، دیدگاه خود به پایان برسان. با دوستی متفکر ارجمند صحبت بکنه. من دیگه با خود خودم میزنم با تام چون درست نمیدیم. گوش کن، دومی که وقتی که کسی که کنه قضاست، در فقه باشه در چی که باشه، تو میری پیش قاضی. حال تو قامدی جا خود قاضی برای ما جور کردی، داره که هیچ قضا رو نخوندی، قضا اسلامی رو نخوندی. و مشکلت نمیست که یک چیزی که نیم کله بخونی نمی مشکل پیدا میکنه. مگه نیم طبیب خطر جان، نیم ملا خطر جان. محمد عزیز ارجمند، خواهشن لطفاً حرفت به پایان برسان. چینکو دوستی عزیزم، سر یک بحث دیگر باز نکو عزیز، خواهشان. نه حرف بدی نزدی، منظورم از این که چیکو دوستی عزیزم، حرفای خود به پایان برسان. مقصد حرفای به پایان میرسانم. مقصد در چیزی که آقای کروش میگه اینه که سمپل بسیار آساده چیز صحیح تشریح کرده، نمیتونه چیز آجت به چیزای بسیار کمپلیکیتد. کسی که قضا رو نخوانده باشه نمیتونه در چیز مداخله کنه. تشکر.
کاوش عزیز، شما اختیار دارین که در لایف باشین یا اگر خواستینم برین، به اختیار خودتان هستین. من از شما قلبا سپاسگزاری کردم از حضورتان. برام کاوش جان فعلا نرو، من یک سورپرایز برای شما دارم، بعد از سورپرایز من برید. اجازه بدین ما باید برم دیگه، استاد تمام میشه. اجازه بدین من سوال داشتم از این شما. بفرمایید دوست متفکر ارجمند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و خدمت برادران. کمی بلندتر صحبت گل برادر. خدمت نوید جان و همچنان درود و سلام بر کسایی که آزاد اندیش هستند. ما فقط میخواستم در ارتباط موضوعات صحبت ها یا بحثاتتون داشته باشم. ببینین اول عنوان ما آوردیم، آیا خدا زاده ذهن بشر هست؟ وقتی که ما سر موضوع ثابت شد خداست، دینمی حلقه داخل شیم، از این بیرون نریم، داخل دینی نشیم، چی برادرای آزاد اندیش هستن و چی مسلمانان. دومی که زمانی که شما میخواین که یک موضوع را شعبه دارین، درست است، نقد اجازه تان است، اما چیز قانون منازعه داریم یا کانفلیکت منیجمنت داریم یا اصول کامونیکیشن داریم، همه چیزش پیش از پیش نمرات واتساپ یا هر ارتباطات دیگه که از طریق رسانه های اجتماعی است میتونیم که در ارتباط بگیریم، از قبل عنوان تعیین کنیم، به این اجازه دارین شبهاتتون بگوین و ما هم داریم میشینیم به شکل دوستانه این موضوع رو حل میکنیم، تایم منیجمنت میکنیم، همه چیز به شکل حصولش. چرا که ما باید یک دری امیر انتقاد در سر دین کردیم، سر یکی دیگه خود کردیم، شخصیت های شخصی خود کردیم، این جای هم نمیگیره و جز هم هر دو طرف درگیر بشه و نتیجه هم نمیداشته باشه. بهترین رایش اینه میست که اصول همین منازعه را باید بدانیم و سر همین انتقاد کنیم خلای ما در چیز. ما چرا متفکری ارزمند، آیا شما فکر میکنین که آقای عطل، آقای کاوش یا آقای استاد فکرت، اینا هیچ کدامشان اصول مناظره را نمیدانند؟ نه میدانند. ببینین امروز ما متوجه شدم فردان از برادرای مسلمان بسیار اصطلاحات استفاده میکردن که مردم عام نمیفهمیدن مانایشه. اونو را باید در نظر بگیرن که لغتای عربی را که استفاده میکنن پلوش ترجمهشان بگویند که مردم عامی که در زیر لایف است او را بفهمه که هدف چی است. فرضاً تلبیس یک کلمه عربی است، باید بگویند که حق و باطل با هم دیگر میکس میکنن یا صحیح و غلط با هم دیگر میکس میکنن که این را به نام تلبیس یاد میکنن، یا استتابه یعنی کسی که توبه میکنه. این چیزا را باید قسم گفته شود که نفر که عوام که را پایید و دیگه تایم منجمنت و سعی کنین. ما نمیگیم که شعبه ها اینا نکنن یا انتقاد نکنن، مقصد این مناظره نبود، خوب یک بحث بود. امیرم میخوایم سعی کنین یک لست داشته باشن، لست خود بگوین، شرایط خود بگوین. ما با این منتظر سوال شما هستم. سوال تو فقط اینم قدر شما بگوین که اینا میرا ما میخوایم سر خود انتقاد کنیم. شرایط منازعه تون با ما یک بگوین که یک دو سه چی 4 5 تا 10 تا 20 هر چقدر دارین. من اینی شرایط منازعه را دارم، هر کس که در اینی شرایط با ما آماده است من میتونم امرش بس کنم. در غیر از او شما میاین در لایف خود شخصی میگیرین و تاخت تاز میکنین برای پیغمبر اسلام بالای عزیزم. سوال داری یا نصیحت میکنی؟ و من فقط پیشنهاد برات میکنم و دیگه هی که ای نه تشکر، پس من از دور دوستان مرخص میشم. تشکر. یه دقیقه کاوش وایسا. کاوش جان یه دقیقه. کاوش عزیز، اینم یوم الغالبون از دوستان اهل تشیع ماست. میشناسن عزیز من، هم یک اعتراضش بشنوین. نه من میدونم ایشون وقت ندارن، میخوان برن. ایشون هر موقع توی لایف بودن یا مثلا با برادران بنده صحبت کردن، حالا خودشون میدونن کیا رو دارن میگن، گفتن که تعریف قرآن هر کی مرده بیاد سر تعریف قرآن. الان سوال الان مولوی یک دفعه باشین آقای مولوی لطفا برکات اون پرونده که دادید که سر تعریف قرآن خواهیم صحبت بکنیم. الان شما مثلا وقت دارید یه روزی بنده با شما سر تعریف قرآن تو لایو آقای مولوی با خودت پویا جان مناظره میکنم؟ من نمیکنم عزیزم، من با استادتون مناظره میکنم.
آقای کاوش شما که میگی من به استادتون چیز میکنم، خودتون مثلا فرار کردید از بحث قربانی رو دیدیم؟ اگه مسئله ای داری مثلا تحید آقای اما قالبون ارجمند گوش کنه، یک چیز من بگم استاد بنده رو شما خود میدونی دیگه. پویا جان بیا بالا با ایشان قرارداد مناظره بسته کو. پویا می عزیزم نه عزیز پویا است لازم داره اما قالبون عزیز پویا رو من دماغشو شکوندم نوبت نه نه کس دماغش نشکنان حرف من رو بشنو. آقای اما قالبون، آقای اما قالبون عزیز جان، عزیز ارجمند، آیا شما دوستان شیعه یا دوستان مسلمان سنی سند معتبرتر از قرآن کریم برای اثبات الله متعال دارین؟ یا اون بحث کنار آقای مولوی جان، جزابتن یک مسئله دیگه. آیا نه چون آقای کاوش میخواد بره عزیز یک بار حرف مرا بشنوین. گوش میکنم من عزیز یک بار حرف مرا بشنوین. گوش نمیکنم میگم. آیا شما دوست نکنم اجازه بتین خیره یک فقط، آیا شما دوستان بزرگوار مدافع اسلام چی هست، سنی چی هست، شیعه، آیا شما دلایل عقلی تر از قرآن کریم به خاطر اثبات الله متعال دارین؟ آیا که از شما دلایل عقلی شما بسیار بالاتر و پخته تر از کلام خود الله متعال است که میگه نه ما از قرآن بحث نمی کنیم، ما از کلام الله بحث نمی کنیم، ما عقلی خدا را به تو ثابت می کنیم؟ بر ما پاسخ بده. مشکل نداره، بحث خدا یه چیزه، بحث تعریف قرآن یه چیز دیگه است. آقای کاوش گفتن که قرآن نزد شیعیان تحریف شده. اگر شما خدا را غیر از قرآن شناختین آقا، یه دقیقه گوش بکنید، یه دقیقه گوش بکنید. گفتن که من با شما مناظره نمی کنم. به برادر ما ذوالفقار گفتن که ما باهات مناظره نمی کنیم، شما میگین قرآن تعریف شده. بحث و ایشون هزار نو پیچوندش که قرآن تعریف شده، نمیدونم فلان و ملان و اینا. الان بنده اومدم شما که ادعا کردین تحریف قرآن و فلان و اینا، بیاد میدان، چون توی لایو تو منو میندازی پایین، تقیب توقی میفته میندازی، هر موقع که همون به قول خودمون زیر پات مثلا گرم میشه میندازی پایین. بیا توی لایو، توی لایوی که مثلا نه از مال ما باشه نه از مال شما، با هم دیگه همین تعریف قرآن رو بحث بکنیم. یه بار بیا تو میدون ببینیم اون موقع مثلا چه جوری میخوای بگی. اون موقع بازم میگه که یه بالا گرفتی جات خودت دست بالا نگیر، در حد من نیستی با ما مناظره کنی. خب بچه دیون ما ویدیو داریم، منظم صحبت کو. بچه علی بوده، بچه علی و حسین بوده عزیز من، ما بچه نیستم، بچه بیروش اونا بودن اگر بودن. اتفاقا از این نظر حرف بزن قال العرب یه سوالی دارم، این خیلی بده که بچه بیروش اومدن به متوجه هستی؟ حالا اگر به ما بچه میگی، بچه علی و بچه حسین و حسن و 12 تا امامتان بوده. سپاس تشکر. ممنون شما آقای کاوش عزیز. اگر دوستان علاقمند بودن که با شما بحث بکنن و شما هم راضی بودین و امیدوارم که از فضا و مدیریت لایف راضی بوده باشین، درامانه تقاضا میکنیم گاهی باز بین با دوستا صحبت بکنین، چی دوستای شیعه چی و چی دوستای من فالوت کردم عزیزم، من فالوت کردم بعد از این برنامه گرفتی دیگه، هم اینجا بهترین جاست که با مسلمان ها برابر شدیم دیگه، کنا پیش ما نمیاد. ممنون شما. حرف ما میست که نمی واقعیت هایی که وجود داره این امینا واضح شوه، برملا شوه و ما بدانیم و هر سوی که واقعیت بود، مگر نباید مسلمان از واقعیت بترسه؟ دار حق و حق مطلق است، مگر هیچ تردیدی نیست، ما حق نزد ماست و طبعا شما هم که برای حق، برای واقعیت آمدین و مبارزه میکنین، پس واقعیت برای شما هم مهم است. ما میخواییم که واقعیت افشا شود، خلاصه هر سونی مولوی. یک دفعه ببینی که یک ماه بود یا دو هفته یک هفته بود ببینی که هیچ مسلمان در لایو تو نمونده. آقای مولوی یک اصل است، ما در مسلمان ها خودت میفهمی برادر. حالا ما اجازه مرخص شدن بدین فقط 10 ثانیه 20 ثانیه. آقای کاوش یک سوال از خودت. اصلا تو پیشنهاد میکنی سوال نمیکنی. این فعلا سوال است از خودت. خب بفرمایید. خودت خالق ما را قبول نداری، در قوانین خالق هم گپ نزن. اول بیا سر خالق بس کو، بعد از او بس بر قانون بس کو. میگم چرا قبول نداریم؟ چون خدا سواد عربی بلد نیست. خدا عربی بلد نیست میگه. بله اون طرف من عرب است میگه خدا عربی بلد نیست. برو جوابش بده. من اصلا اش کاری ندارم.
ببین اول خدا را در من بیا ثابت بساز که خدا وجود داره یا نه. خب عرب عرب است میگه الله عربی بلد نیست. برو جواب عرب را بده اول. بله الان جواب من را بده دوست متفکر عزیز. ببین دوستان سوره احزاب آیه 55 فقط گفتم کاوشون خسته شده خورده بخنده بعد بره. میگه لا جناح علیهن. آقای نوید این سر قانون صحبت میکنه. تو اول خدا را ثابت کو از عقل دوست متفکر ارجمند. دوست متفکر ارجمند اگر دعوتگران ما و شما دوست ندارن که سوره های قرآن عظیم الشان خوانده شوه چرا ما خودت نشنویم؟ گوش فرا میدیم دوست ما عربی بلد است. ببینید اینا خدا را قبول ندارن قانون خدا نقد میکنن. این گپش جداست. این وقتی که از این آدرس میاین باید اول در ابتدا اولویت ما حرفت بجای است. اجازه بده نمی آیت قرآن عظیم الشان بخونم. بذار آیه را بخونیم بعد از اون دیگه هیچی نمیگم من. میگه لا جناح علیهن یعنی ملامت نمیشوند کسانی که در آیه در مورد حجاب است. میگه اینایی که باید حجاب میتونه که حجاب رعایت نکنی در مقابل اینها. لا جناح علیهن فی آبائهن یعنی پدرانشان و ابنا و اینجا نمیتونیم و ابناهن و پسرانشان و اخوانهن و برادرانشان ولا ابناء اخوانهن و پسران برادرشان ولا ابناء اخواتهن و پسران خواهرشان ولا نسائهن. سبحان الله یعنی زنانشان یعنی زنان میتونن برای زنانشان نسائهن. حالا میریم ترجمه ببین ترجمه چی گفته. جالب جالب ترجمه است. و زنان مسلمان گفته و زنان مسلمان نسائهن یعنی زنانشان. زنان مسلمان میشه المؤمنات یا اگر میخواست بگوید که دوستانشان یعنی دوستان زنشان باید میگفت صاحبات از صاحبات یعنی رفیقاشان. اینجا گفته خدا یادش رفته که زنان نمیتونن زن بگیرن که در مقابلش چیز بکنن. حالا ای از لحاظ لغت عربی اما از لحاظ چی از لحاظ این که یعنی آقای هوای ارجمند ترجمه آیتی رو دمی آیت قرآن عظیم شان بخونین. فکر میکنم به دوستان ما کافی خواهد بود که نگویند که شما دارین نادرست ترجمه میکنین یا تحریف میکنین. تمام اینها گفته پدران و پسران و برادران و پسران خواهران و زنان همکیش. اینجا اشتباه گفته زنان همکیش. زنان همکیش میشه المؤمنات در زبان عربی میشه در هیچ جا یا نساء نبی ای زنان پیامبر. اینجا گفته نساء حنه یعنی زنان زنان نساء حمه یعنی زنان مردان. دقت بکنید خدا عربی بلد نیست و در ضمن در این آیه نگفته است که یک زن نمیتواند حجابشو به عمو به دایی و به پدرکلانش نشان بده چون در آیه نیامده است. سبحان الله سبحان الله. نساء حنه یک موضوع سک موضوعی موضوع دوست متفکر ارجمند قابل محرمیت است. اجازه بده که من میرم موضوع بسازم. و دوم دیگه ای که قرآن پاک یک رکو است. رکو معنایش ایست که یک موضوع باز که میشه چندین آیت و ترتیب یکی دیگه میاید تقریبا در حدود 6 آیت 4 آیت و حتی 10 آیت میباشه که سر یک موضوع بس میشه و بالاخره به یک نتیجه میرسه و اینو از ما بین یک حایت دقیقه دوست متفکر یا دقیقه ببخشی های دقیقه دوست متفکر مراد جانی عزیزی ارجمند تو چرا علاقه من آلای گل امی چرا یک دقیقه محترمی ارجمند چرا به کس وقت نمیتید مولوی جان کل کنترول در اختیار اطمان اطمان محترمی شما هیچ کنترول در دست خود نیست آلای گل آقا محترم یک ثانیه امیل من خودم مایی کتاب است دارم. کاوش ارجمند ممنون از حضورتان. آقای هوای عزیز ممنون از حضورتان. همچنان ابراشان کار دارم سوال دارم. پنج ساعت است ما در پایلاب ما منتظر هستم. بس کردن آقای مرادی گرامی با چندین دوستا بس کردن. باشد من میگم فضای باشه که باز آقای کاوش دوباره برگرده به لایف ما و شما بیایه و هنوز بحثا و سوالای ما و شما. آقای مولوی ما کدش مشتاخر نمیشم. ما اینجا توهین تاخیر نامدیم. ما سوال کنه چی میگم یعنی زمان بفرما جان ندارم کوتا که من میرم. ما یک ساعت است میخوایم برم سوال نمیشنم بجز نصیحت و
این قدر مهم نیستی لالای گل و اوقات خوش. پس ما رفتم دوستان، اوقات خوش برای همه یاروز دارم، تمام شد دیگه عزیزی من، مهم نیستم. پس ما یک تره ببندیم دوستان، یک بدرود بگیم برم دوستان عزیز، تشکر از بطل لایف را در گرگون گرفتی 5 سوال ندارم از بمروی طرفی ندارم، اجازه بده که یک بدرود بگیم و برم از حضور دوستان مرکز شد. صبر کن سوال دارم از خودت. نه من نمیتونم برات جواب، ما جواب بر تو یکی نمیتونم، با تو یکی جواب نمیتونم، میشنوی چی میگم؟ به خاطر که تو جواب داده نمیتونی. نمیتونم، ندارم و نمیتونم. تشکر عزیز من. بله نداری جواب. بله دیگه تشکر، تمام شد دیگه، جواب نمیتونم، زور که نیست، نمیکوشی مرا دیگه. خواهشان اجازه بده که آقای کاوش صحبت های آخر سپاس به اون شکل که عزیز من، وقتی خودت را قلدر میگیری، خودت را بدمش میگیری، من بدمش یاد دارم. سپاس دوستان عزیز، اوقات خوش براتون تمنا دارم. تشکر از شما مولوی عزیز، برنامه را برگزار کنین، هر وقت امکانش بود ما حضور پیدا میکنیم. اما یک مسئله را در نهایت بگویم، بعضی ها میان کامنت های اسپم مینویسن که باعث ایجاد مشکلات در برنامه میشون. کامنت های اسپم را اگر مدراتورای داشته باشین که میوت کنن بسیار خوب میشه، کامنت های اسپم را اجازه ندین، به خصوص اونهایی که میان در جریان برنامه به خواهر مادر ما توهین کرده میرن، اونجا میرن کپی میکنن و پیس کرده میرن، نوبت به نوبت خواهرت رخ مادرت رخ خواهرت رخ مادرت رخ، نتیجه نداره. به این شکل اسلام را اینا نمیتونن محافظت کنن. شب و روزگارتان خوش. تشکر نازنینان، تشکر از خودت مولوی عزیز، تشکر از دکستر نازنین، از دشمن خرافات، از همه دوستان عزیز. تا برنامه دیگر در خدمت قرار میگیریم. بدرود. ممنون شما، خوش آمدین. بدرود. آقای هوای گرامی، همچنان از شما ممنون هستیم. دکستر عزیز، هوای عزیز، حرفای شما را میشنویم، حرفای آخرتانه اگر دوست دارین باشین حتما. خواهش میکنم ایش. آقای دوست تفکر ما گفتن که آیات قبل، اگر آیات قبل بخوانی بازم وضعیت بدتر میشه. برادر محترم، گفتم تقریبا یک رکوع در حدود 7 یا 8 آیات است. از او دوست متفکر ببخشید، با معذرت آیات را میشه بخونین؟ خیر است، ما از اینجا آیات را بیشه دوباره بیاری روی صفحه اسکرین یک بار. نه او را من آورده بودم، این آقای